ردپای رد استثمار در جهان کودکی پژوهشی جامع در خصوص اشکال، علل و پیامدهای کار کودکان گردآورنده و سرپرست پژوهش کامیل احمدی انتشارات نشر آوای بوف سال انتشار بهار 1400 ویراستار مرزی نکوکار امور فنی و انتشار قاسم قرداغی راوی نسیم تاریخ اجرا 1400 تعداد صفحات 681 صفحه موضوع تحقیقی تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط ادهی علاقمند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوع را در کارنامه خود دارد با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت ها به صورت رایگان انجام می شود لطفا اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید سپاسگزاری در تمام سالهایی که در قلب میدان درباره موضوعهای اجتماعی و مردمشناسی مطالعه و تحقیق می کردم، بارها به مواردی برخوردم که به عنوان یک انسان از صمیم قلب برای جامعه هدف و کسانی که قربانی سنت های آسیبزا، باورها و فقر و مسکنت شده بودند تعصف خوردم. اما در دو اندوه جانکاه زمانی در مغز استخوانم رسوخ کرد که با کودکانی در نقاط مختلف جهان و جغرافیای متفاوت مواجه شدم که در سالهای کودکی به کارهای طاقت فرسا محکوم شده بودند و در دنیایی که مدعی حمایت از حقوق کودکان و برقراری عدالت اجتماعی برای آنهاست هر روز ناتوانتر و نحیفتر می شدند. در سالهای اخیر این اندوه را در زمان مطالعات میدانی پژوهش یغمای کودکی پژوهشی در باب شناخت پیشگیری و کنترل پدیده زبالگردی کودکان در تهران که سرپرستی پژوهش را برای انجمن حقوق کودکان بر عهده داشتم به خوبی تجربه کردم و در دل گریستم و بار دوم رنجی چه بسا بزرگتر و دردناکتر را تجربه کردم چون در قلب میدان پژوهش اشکال متفاوت کار کودک را که یک نقطه مشترک داشتند شناختم. آن نقطه مشترک استثمار کودکان و رنجی بود که در چرخی کار مشقتزا متحمل می شدند. بنابراین دانش و شناختی که در طی پژوهش یغمای کودکی به دست آمد مرا ترغیب کرد تا به صورت جامعتر و کاملتر تمامی یا بیشتر اشکال کار کودک را بررسی کنم. من با کار در کودکی غریبه نیستم و به عنوان کسی که در کودکی در هاشیه ایران و در کردستان زندگی کردم و از داشتن موقعیت و امکانات مرکز در آن دوران بی بهره بودم، روزهای زیادی از تابستانهای دوران کودکیم را در روستای پدر بزرگ برای کمک در امر گلهداری و کار در مزرعه گذراندم مدتی نیز در کنار عمویم که آن زمان اوضاع مالی مساعدی نداشت در ملایر و قزوین در کوره های آجرپزی از صبح زود تا پاسی از شب کار خشتبری بری می کردم و یا در مقطعی کوتاه دست فروشی کردم و در دوره ای هم به عنوان شاگرد مغازه در مکانیکی و عکاسی مشغول بودم. با آنکه خانواده ام مستمند نبودند و به کار و درآمد من نیازی نداشتند اما شرایط و اشتیاقم ایجاب می کرد که برای تأمین هزینه و استقلال بیشتر مالی کار کنم که بخش زیادی از دانش و دانسته هایم درباره کار در کودکی از تجربیات زیسته خودم برآمده است. من در سالهای کودکی و نوجوانی به سبب کار کردن در مناطق روستایی زادگاهم با طبیعت و حیوانات و کشاورزی معنوس شدم و باور دارم که کار کردن در نوجوانی به شرط اینکه نظارت شده، قانونی و برای کسب مهارت باشد، می تواند اثرات مثبتی بر زندگی انسان و شناخت او از جهان داشته باشد. چنانکه بخش زیادی از تجربیات کنونی من به عنوان فردی که دوستدار طبیعت و حیوانات و آگاه بر چگونگی گردش چرخی غذا و اهمیت آن است برآمده از شناختی است که در دوران کودکی کسب کردم بنابراین نیک میدانم که کار به خصوص در نوجوانی میتواند مهارتهای زندگی را در انسان تقویت نماید و او را برای زندگی در آینده آماده کند اما اعتراف می کنم برای آنچه در میدان تحقیق یغمای کودکی و پژوهش حاضر دیدم و لمس کردم، نمی توان نام دیگری جز استثمار و بهرهکشی اوریان از کودکان بیدفاع گذاشت و به همین علت نام رد پای استثمار در جهان کودکی را برای این اثر برگزیدم. تنگناهای اقتصادی که در سالهای اخیر به اوج خود نیز رسیده اند، نهادهای دولتی که مسئولیت خود را در قبال کودکان کاهش داده اند و با اقدامات جزیره ای در دور باطل می چرخند، برخی سازمانهای مردم نهاد که با کمبود بودجه و حتی فشارهای امنیتی روبرو شده اند و گاه نیز دچار رقابتهای ناسالم گردیده اند، رسانه ها که رسالت رسانه ای خود را در قبال کودکان نادیده انگاشده اند و به جذابیت تیتروار موضوعات کودکان می پردازند. شهروندانی که بی توجه از کنار کودکان کار و شرایط آنها عبور می کنند، نظام آموزشی که سراغی از کودکان بازمانده از تحصیل نمی گیرد. کارفرمایانی که از کودکان بهره کشی می کنند و از همه مهمتر، فقر در شکل گیری پدیده ی کار کودک و تداوم و افزایش آن نقش داشته اند و دارند. پژوهش حاضر بر آن است تا علاوه بر شناسایی عمده اشکال کار کودک واقعیت ملموستری را درباره کودکانی بازنمایی کند که در عین مظلومیت و بیپناهی قربانی کار می شوند. و امیدوارم یافته های این پژوهش در فصل سوم و راهکارهای ارائه شده در فصل چهارم بتواند برای اقدامات اجرایی در اختیار مسئولان و سازمانهای مرتبط قرار گیرد و عموم جامعه را با اشکال کار کودک آشنا سازد. به ویژه اینکه بررسی اشکال مختلف کار کودک تا کنون در یک مطالعه واحد و جامع انجام نشده است و این پژوهش تلاش کرده است اگر نه همه اشکال کار کودک ولی شکل های عمده آن را در کلان شهر تهران و هومه بر اساس سه تقسیم بندی کارهای زیانآور و کارهای متوسط و کارهای کمتر آسیبزا معرفی کند. ویژگی این اثر تحقیقی و مرز جدا کننده آن نسبت به بسیاری دیگر از مطالعات حوزه کودکی این است که پژوهش حاضر به سبب شیوه انجام و تمایز روش کیفی آن در زمره مطالعات جدید حوزه کودکی قرار میگیرد که در ایران سابقه چندانی ندارد. در مطالعات و متون جدید به جای تحقیق درباره کودکان از تحقیق با یا به وسیله کودکان استفاده می شود و در این کار نیز سعی شده است جامعه هدف یعنی کودکان راویان بدون واسطه زندگی و کودکی خود باشند مطالعات میدانی دور اول این پژوهش و مصاحبه با جامعه هدف در روزهای گرم تابستان سال 1399 در نقاط مختلف تهران در شرایطی انجام شد که ویروس کرونا نیز بسیاری از کسب و کارها را به تعطیلی کشانده و به گسترش فقر دامن زده بود و در چنین شرایطی روزهای زیادی از صبح در قلب میدان همراه با پرسشگران متعهد و علاقمند پژوهش پای حرفهای کودکان کار و برخی از کارفرمایان نشستیم برای مراحل کدگذاری و جلسات بحث و گفتگو در خصوص مدل نظری این پژوهش نیز زمان زیادی صرف شد و متعاقبا برای رفع اشکالات و تکمیل بیشتر نمونه ها و بنا به توصیه ناظر و مشاور پژوهش برخی مصاحبه های تکمیلی مجددا از میدان دوم گرفته شد و مصاحبه های تخصصی بیشتری نیز انجام گردید و در نهایت تحلیل محتوا و نگارش و تدوین و بازخانی های کار ماها به طول انجامید. قطعا میوه این تحقیق به بار نمی نشست و این اثر اکنون پیش روی شما نبود اگر حضور و تلاش گروه مصاحبهگران میدانی و پژوهشگران گروه کدگذاری، دستیاران نگارش و تحلیلگران داده ها، ناظران و مشاوران کیفی، بازخانها و ویراستار اثر نمی بود. پرسشگران میدانی که رضایت بر درج نامشان در این تحقیق داشته اند عبارتند از خانمها زهره مرشدی، سارا حسامی، شهره داداشی و چطور عزیزی و آقایان حسام مرتزافرد و مهرداد قنبری که بر خود لازم می دانم از همکاری سمیمانی آنها تشکر کنم که در طول میدان اول و دوم همراه و همگام بودند و در آن شرایط سخت و هوای گرم و اوج بیماری کرونا هر روز مصممتر و مهربانتر پای روایت حسرت ها و آرزوهای این کودکان دوست داشتنی نشستند. در مرحله کدگذاری و تحلیل داده ها خانم ها، پریسا مهاجری و آمنه میرزای الواری نیز به گروه پیوستند که باید از آنها نیز سپاسگزار باشم. همچنین از ناظر کیفی کار و مدرس مرحله کدگذاری پژوهش آقای دکتر پیام روشن فکر نیز بسیار متشکرم که به غنای این کار کمک کردند و در رسیدن به مدل نهایی هم فکری به داشتند. آقای فرشید خزری که افتخار همکاری با ایشان بعد از پژوهش یغمای کودکی مجددا در این کار نیز نصیبم شد در بازخانی و مرور نسخه اولیه ادبیات نظری تدوین و تحلیل محتوای فصل سوم این تحقیق و همیاری در تکمیل نسخه نهایی راهکارهای پیشنهادی به عنوان دستیار اول ایفای نقش نمودند بسیار سپاسگزارم از خانم سایه رحیمی برای بازخانی مجدد متن مشارکت در نوشتن و تکمیل چندین مقوله و مرور نقل قولهای بیشتر برای انتخاب و مشاوره در تحلیل محتوا بسیار سپاسگزارم. از خانم زهره مرشدی برای هماهنگی های میدانی و از خانم پریسا مهاجری برای انجام کارهای دفتری و کمک در بازخانی نسخه اولیه و طراحی جداول اولیه این کار و از خانم فاطمه آذری برای تکمیل و ارتقای گرافیکی نمودارها و جدولها ممنونم. از آقای دکتر علی رضا کرمانی برای نظارت و بازخانی نسخه نهایی و ارائه نظرات تخصصی و از آقای هاروی مکنزی و خانم پروفسور هانا استون برای مشاوره و تخصصشان که فراتر از مرزهای ایران نگاه جدیدی به مقوله پژوهش با و یا به وسیله کودکان دارند و کمک شایانی به من نمودند بسیار سپاسگزار و قدردان هستم از خانم مرزی نکوکار بابت ویرایش و دقت نظرشان خصوصا در ویرایش محتوایی این اثر سپاسگزاری می کنم از تمامی بزرگوارانی که خواستند و رضایت نداشتند نامی از آنها در این کار برده نشود برای همکاری و لطفی که در اجرای این پژوهش از جمله مرحله اصلی میدانی و مرحله اولیه مرور ادبیات نظری داشتند بسیار سپاسگزارم و جای خالیشان را حس می کنم همچنین از تمامی سازمانها و نهادهای مرتبطی که به تکمیل این مطالعات یاری رساندند و بنا به درخواست خودشان و مسلحت از درج اسامی و عناوینشان خودداری گردید بی دریغ ممنونم چرا که همراهیشان کمک بسیار موثری در درک بیشتر و بهتر موضوع بود از تمامی سازمانهای مردم نهاد، سازمان بهزیستی، وزارت رفاه، کار و تعاون، سندیکاهای کارگری، شهرداریها و مراکز پژوهشی آنها و همه فعالان حوزه کودک، فعالان اجتماعی و افراد دانشگاهی که با پذیرش و شرکت در مصاحبه‌ها ها یا دادن مشاوره، ارائه همفکری و تسهیل ارتباط میدانی در فرایند تحقیق و نهایی شدن این کتاب کمک نمودند، بی نهایت سپاس گذارم. بی تردید اگر گشاده روی و تمایل کودکان به مصاحبه نبود و آرا و دیدگاه هایشان و مهمتر از همه روایت های را به اشتراک نمی هرگز این داده های غنی قوم نگارانه فراهم نمیشد و این پژوهش به سامان نمی رسید. از تمامی آنان صمیمانه سپاسگزارم و آنان را قهرمانان واقعی این کتاب می دانم. کتابی که پیش روی شماست حاصل ماها تلاش و مطالعه جامع درباره اشکال مختلف کار کودک است که پس از دو دور کار میدانی مشاوره و بازبینی در روز جهانی کار کودک یعنی دوازده ژوئن سال 2021 برابر با 22 خرداد 1400 منتشر شده است و به عنوان هدیه ای کوچک برای کودکان این سرزمین و تمامی دغدغه مندان این حوزه بدون بها در دسترس عموم قرار گرفته است و امید آن است که با دسترسی الکترونیکی و آسان این اثر بتوان قدمی مؤثر در جهت فهم کار کودکان و ارائه راهکارهایی در خصوص حل آن برداشت با امید به آمدن روزی که هیچ کودکی در جهان محروم از کودکی و محکوم به کار اجباری نشود. کامیل احمدی خرداد 1400 پیش گفتار مسائل به دو صورت فردی و اجتماعی وجود دارند. اما یک مسئله اجتماعی واجد سه ویژگی مشخص است. نخست اینکه که منشه اجتماعی دارد دوم این که به شمار زیادی از افراد آسیب میرساند سوم این که به جامعه آسیب وارد می کند. معمولا این سه معیار با هم مرتبطند یعنی اگر یک مسئله منشأ اجتماعی داشته باشد احتمالا افراد زیادی را درگیر می کند و جامعه نیز تحت تأثیر آن قرار می گیرد. به عبارت دیگر اگر یک مسئله به جامعه آسیب وارد کند به احتمال زیاد منشأ اجتماعی دارد علاوه بر این سه مورد معمولا یک ویژگی دیگر نیز برای مسئله اجتماعی در نظر گرفته می شود و آن اینکه شمار زیادی از مردم یک وضعیت را مسئله و نیازمند اصلاح تشخیص دهند برای روشنتر شدن مفهوم مشکل اجتماعی باید سه مفهوم وضعیت اجتماعی، مشکل اجتماعی و مسئله اجتماعی را از هم تمیز دهیم. یک وضعیت اجتماعی شرایطی خاص و بیطرف فارغ از قضاوت ارزشی است مانند جهانی شدن ازدواج طلاق وقتی مردم به بحث در این باره میپردازند که آیا این وضعیت مشکل است یا نه این وضعیت به مشکلی اجتماعی تبدیل می شود و اگر افرادی که این موضوع را به عنوان مشکل شناخته اند، بتوانند تعدادی از مردم را در این زمینه متقاعد کنند و این موضوع در بین شمار زیادی از مردم گسترش یابد در این صورت مشکل اجتماعی به مسئله اجتماعی تبدیل می شود. بر اساس تعریف معیارهای مسئله اجتماعی و بر پایه کنوانسیون حقوق کودک، کار کودکان نیز یکی از مسائل اجتماعی است که از دیرباز به طرق مختلف وجود داشته است. مسئله‌ای که بر اساس دو مؤلفه به صورت رسمی در کشورهای مختلف تعریف می شود. نخست نوع کار و سپس حداقل سن مناسب برای آن کار. نوع کار به این معنی است که آن کودک در فعالیتی اشتغال دارد که فرایند رشد طبیعی او را دچار اختلال می کند. و سن مناسب در کار یعنی کودک کاری را انجام دهد که مطابق با اسناد بین المللی مناسب سن او نیست و زیانآور محسوب می شود. کودکی که شامل یکی از این دو معلفه است، کودک کار نامیده می شود و کار کودک در جوامع امروزی مسئله ای سازمان یافته با دلایل و ریشه های پیچیده است که آن را در بخش و فرهنگ های مختلف به یک مسئله جهانی تبدیل کرده است. فقر و بیثباتی اجتماعی، تحصیلات پایین و کمبود آگاهی، برنامه های ضعیف اجتماعی و فرصت ناکافی برای شغل مناسب برخی از دلایل کار کودکان در سراسر سر جهان به شمار می روند. گزارش سال 2018 سازمان بین المللی کار نشان می دهد تقریبا 218 میلیون کودک در جهان به کار مشغولند که از این میان 150 میلیون کودک قربانی کار در کودکی هستند و تقریبا 73 میلیون نفر از آنها به کارهای خطرناک و زیانآور مشغولند. این آمار بیانگر آن است که تقریبا از هر ده کودک در جهان یک نفر کودک کار است. بیشتر کودکان کار در کشورهای جنوبی صحرای آفریقا زندگی می کنند. بر اساس آمار ارائه شده سال 2018 سازمان بین المللی کار، 29 درصد از کودکان 5 تا 17 سالی این منطقه کودک کارند که این وضعیت با وضعیت خاور میانه و شمال آفریقا کاملا فرق دارد. در این مناطق، 5 درصد از کودکان این گروه سنی به کارهای خطرناک مشغولند سازمان ملل اعلام کرده است که با وجود تمامی تلاش ها برای حذف کار کودک تا سال 2025 میلادی همچنان 121 میلیون کودک کار در جهان وجود خواهند داشت. این موضوع وقتی نگران کننده تر می شود که بدانیم حدود 69 درصد این کودکان در خانواده و بدون حقوق کار می کنند و این به معنای واقعی بهره و استثمار کودکان است. گفته شده است که میزان کار کودک در کشورهایی با درآمد پایین 19 درصد بیشتر از دیگر کشورهاست و با این حال در کشورهای دیگر این میزان قابل چشم پوشی نیست. از سوی دیگر 9 درصد از کل کودکان در کشورهایی با درآمد متوسط رو به پایین و 7 درصد از کل کودکان در کشورهایی با درآمد متوسط رو به بالا جمعیت کودکان کار را تشکیل می دهند. آمار تعداد کل کودکان کار در کشورها با گروه های درآمدی متفاوت نشان می دهد 84 میلیون کودک کار که معادل 65 درصد کل این کودکان است در کشورهایی با درآمد متوسط زندگی می کنند. همچنین دو میلیون کودک کار با درآمد بالا وجود دارد. این آمار به وضوح نشان می دهد. با وجود اینکه کشورهایی با درآمد پایین به توجه ویژه ای نیاز دارند، مبارزه با کار کودک تنها با تمرکز بر کشورهای فقیر امکان پذیر نیست. مسئله مشترک میان کشورهای فقیر با درآمد متوسط و ثروتمند همانا فقر خانواده و جامعه است. پژوهش پیشرو با محرومیت اشکال گوناگون کار کودکان از جمله کار خیابانی و دست فروشی، کار در تولیدی، کار در کارواش، شاگردی در مغازه، زبال گردی، کار در کارگاه های زیرزمینی، کار خانگی، کار در منزل، کار در کور پسخانه ها و غیره به روش نظریه داده بنیاد جی تی صورت گرفته است. آنچه در پژوهش حاضر نسبت به دیگر پژوهش‌های انجام شده در حوزه کودکان کار پر رنگ است، در وهله نخست نوع و کیفیت پژوهش است که روشی کیفی و برآمده از بطن و درون میدان محسوب می شود. یعنی جامعه هدف خود با نگاهی پدیدار شناسانه و چند جانبه به مقوله کار، اشکال، مخاطرات و راهبردهای آن پرداختند که در این بین فهم و شناخت آنها از کار و تجارب روانشناختی آنان از محیط کار جالب توجه و حائز اهمیت است. در این پژوهش علل گوناگون کار کودکان در هر یک از مشاغل بررسی شده و متغیرهای جنسیت، قومیت و سن به طور مجزا در 22 نوع کار کودک تحلیل و بررسی شده است. مخاطرات در کار کودکان یکی از موضوعات چشمگیر در پژوهش حاضر است که بر حسب نوع کار و شرایط سنی و عوامل گوناگون دیگر شدت آسیب‌های متفاوتی را موجب می‌شود. استثمار در کار کودکان و بازار کار غیررسمی دو مقوله محوری این پژوهشند و شکاف توسعه تنش و منازعات موجود در کشور افغانستان فقر و بیکاری خانواده بد و بی و علاقه به کار جزو عوامل علی کار کودکان در این پژوهش هستند. از نحوه اجرای قوانین و نظارت بر آن، شبکه های مهاجران، تبعیز های قومیتی و جنسیتی، روابط قدرت، اسکان، ارزش و نگرش ها می توان به عنوان عوامل مداخلگر و از سن، جنسیت، قومیت، شرایط خانوادگی به عنوان عوامل زمین ای در پژوهش نام برد. کنترل و مراقبت از کودک، بههنجارسازی، میانجیگری، زین کنشهای کنش های فعالانه و منفعلانه راهبردهای های مدل زمینه ای پژوهش هستند. محرومیت از تحصیل، فراغت و تغذیه مناسب، مشکلات سلامت، تجربه خشونت و انواع مخاطرات، تأمین نیازهای اولیه خانواده، حرف آموزی و ارتقای شغلی پیامدهای کار کودکان و مدل زمینه ای پژوهشند. نکته دیگر این پژوهش آن است که سعی شده است مقوله کار کودکان از نگاه تمامی کنشگران کلیدی یعنی خود کودکان و والدینشان، کارفرمایان، فعالان و متخصصان حوزه کودکی و مسئولان حکومتی در سازمانها و ارگانهای مرتبط با حوزه کار کودکان همچون شهرداری و بهزیستی و نیروی انتظامی بررسی و مطالعه شود. بنابراین نگاهی چند جانبه به پدیده ی کار کودکان دارد در واقع این مطالعه در پی آن بوده است تا با شناسایی اشکال گوناگون کار کودکان عوامل که آن سازوکارهای منجر شونده به شکلگیری کار کودک و مسائل و پیامدهای کار برای کودکان در جهت رفع موانع و کاهش آسیبها افراد و سازمانهای درگیر در بروز این پدیده را آگاه سازد و نکته دیگر این که پژوهش حاضر با پرداختن به اشکال مختلف و زوایای پنهان کار و محیطهای کاری و توصیف محلهای کار کودکان تصویری روشن از فضایی که کودکان در آن به کار مشغولند ارائه می دهد و باعث می شود تا اشکال مختلف ناشناخته کار کودکان در تهران برای مخاطب ملموس شود و بتواند درک درستی از مخاطرات کار کودکان بیابد و همچنین افقی را به روی سیاست گذاران و متولیان امر می گشاید تا با شناختی واقعی بتوانند در جهت حذف کار کودکان قدم بردارند. بنابراین فصل نخست این پژوهش به بیان مسئله، تاریخچه کار کودک، محدودیت ها، اهمیت و اهداف و پرسش های مطرح در پژوهش و همچنین به تفصیل به پدیده کار کودک پرداخته است. زیرا آمارهای جهانی سازمان کار از تعداد بالای کودکان کار در سراسر سر جهان خبر می دهد که از کودکی محروم مانده و استثمار شده اند. فصل دوم پشتوانه نظری و تجربی پژوهش را بیان می کند. در این فصل سعی بر بوده است که ابتدا تعریفی از مفاهیم پژوهش شامل کودک، کار کودک کودکان کار و اشکال گوناگون کار کودک ارائه شود از آنجا که کار کودک ارتباط معناداری با فقر و مشکلات اقتصادی دارد بنابراین در این فصل مفهوم فقر و فقر کودک که در نهایت ممکن است به کار کودکان بیانجامد به طور جامع بیان شده است در بخش ادبیات نظری ابتدا نظریه های اقتصادی مربوط به کودک کار و دلایل احتمالی ورود کودکان به چرخی کار از دیدگاه نظری بیان شده و سپس روی کردها و نظریه های علوم اجتماعی با تاکید بر کودکان کار مرور شده است. فصل سوم این مطالعات شامل مجموعه ای از داده های کمی و کیفی پژوهش است. در بخش کمی نتایج با ارائه نمودارها و جداول فراوانی مربوط به پدیده اشکال گوناگون کار کودکان ارائه شده است که ملیت، قومیت، سن، ساعت کاری، علل کار، مهاجرت، اسکان، جنسیت، اوقات فراغت و دیگر عوامل را شامل می شود. بخش کیفی با تحلیل داده ها بر مبنای روش نظریه داده بنیاد یا زمینه ای جی تی، نتایج حاصل از مصاحبه کودکان در مشاغل گوناگون را در قالب مقوله ها و محورهای اساسی استخراج و به طور کامل تشریح کرده است. عمده محورهای به دست آمده در این پژوهش درباره کودک و شرایط کودکی است. همچنین مخاطراتی که کودکان کار را تهدید می کند، یعنی اقتصاد و حقوق و شرایط کاری مربوط به کار کودکان و روابط و سیستم حاکم بر آن، نوع و کیفیت زندگی و تغذیه کودکان، آسیبها و پیامدهایی که کودکان در کار با آنها مواجهند. فصل پایانی پژوهش به جمعبندی و نتیجهگیری موضوع می پردازد. تا مجموعه ای از راهکارهای مبتنی بر نتایج حاصل از پژوهش و مدل زمین ای را برای کاهش یا کنترل پدیده کار کودکان ارائه کند. در درجه نخست حل مسائل اقتصادی و کاهش فقر جامعه مبدع که نیروی انسانی این پدیده را تأمین می کند می تواند تا حدی به حذف کار کودکان کمک کند. اما از آنجا که در روند شکل گیری و ادامه این پدیده مجموعه مختلفی از عوامل و علل دخیلند، در این فصل راهکارهای متناسب با فرصتها و محدودیتهای موجود در ایران و با توجه به علل کار کودکان در کشور و کاهش آسیبها ارائه شده است، و از این منظر می توان گفت این پژوهش از نوآوری های نیز برخوردار است. چرا که راهکارهای ارائه شده در فصل چهارم از تجربیات جامعه هدف، مدل استخراجی پژوهش، دیدگاه متخصصان، و مبتنی بر واقعیت روز برگرفته شده و تنگناهای اقتصادی و مشکلات موجود را نیز در نظر گرفته است. بنابراین این پژوهش به نوعی گزارش تحلیلی راهبردی محسوب می شود که می تواند در وجه سیاست گزاری های حوزه کار کودکان مفید و کار و واقع شود. این پژوهش همچنین سعی داشته است به روزترین وضعیت کار کودک در ایران و به خصوص کلان شهرها را نشان دهد. درسته است که حوزه میدان این پژوهش کلان شهر تهران و هومه آن بوده است ولی میتوان این مدل را به دیگر کلان شهرها و حتی سراسر سر ایران نیز تامین داد نکته مهم مقابل توجه دیگر درباره پژوهش حاضر این است که تصویر درستری از جمعیت کودکان کار در شهر تهران را نشان می‌دهد همچنین ارتباط بی واسطه ایست که خواننده می تواند با جامعه هدف از طریق نقل قولها و جزئیات قومنگاری آنان پیدا کند و در واقع آینه تمام نمایی از کودکان کار و شرایط و وضعیت آنان است. به دلیل مطالعات مردم شناختی و باوری که نسبت به اهمیت کار میدانی دارم، در تمام کارهای مطالعاتیم تلاش کردم جامعه هدف بی بیواسطه به خواننده باشد و حرف اصلی را خود آنها بگویند. در این تحقیق نیز نقل قولها همین وظیفه را ایفا می کنند و چه بسا برخی از اشکال کار کودک که در این پژوهش معرفی شده اند به دلیل ماهیت پنهان مورد توجه قرار نگرفته باشند ولی از لابلای نقل قولهای جامعه هدف و کودکان کار زوایای پنهان این کارها و آسیبهایی که برای کودکان به همراه دارند بازنمایی شده است. این پژوهش از جهاتی دیگر نیز متمایز است زیرا تلاش می کند واقعیات کمتر گفته شده در خصوص کودکان کار مهاجر و غیرقانونی را بیان کند. این موضوع می تواند به مسئولان باشد تا مانند بسیاری از کشورها تسهیل ساز و کارهای مهاجرت قانونی و صدور ویزای کار را در دستور کار قرار دهند و سبب کاهش قاچاق انسانی و قاچاق کودکان محرومیت کودکان مهاجر از مدرسه و کمک به فربه شدن اقتصاد غیر رسمی شوند. در ضمن این موضوع به خصوص در دوران همگیری کرونا اهمیت دوچندان نیز یافته است. چرا که تعداد زیادی از مهاجران غیرقانونی به دلیل ترس از گرفتار شدن در دست قانون برای تزریق واکسن کرونا مراجعه نخواهند کرد و به دین ترتیب آنان از حق برخورداری سلامت محروم می شوند. مسئله دیگری که حکم زنگ خطر جدی را دارد این است که در سالهای اخیر و در کنار کودکان مهاجر که قربانی کار می شوند، تعداد زیادی از کودکان خانواده های ایرانی نیز به دلیل گسترش فقر و کوچک شدن صفره ها از درس و تحصیل محروم شده و به چرخی کار پیوستند. همه می دانیم که ریشکن کردن کار کودک به طور کامل ملزومات بسیار دارد که مهمترین آنها رفع کامل فقر است. و تا زمانی که این ملزومات مهیا نشده باشد، برنامه ریزی برای کاهش کار کودک راه به جایی نخواهد برد. امید است راهکارهای فصل آخر به عنوان منشوری اجرایی بتواند راهکارهایی را در اختیار مسئولان قرار دهد. مقدمه در جهان امروز که اهمیت عدالت اجتماعی بر همگان اثبات شده و جامعه جهانی به این باور رسیده است که یکی از مهمترین ملزومات توسعه پایدار در جوامع برقراری عدالت و رفع نابرابری هاست کار کودکان و تلاش برای کاهش و توقف آن اهمیت بسیار دارد زیرا کودکان به عنوان بی پناه ترین قشر جامعه که قدرت دفاع از خود را ندارند در صورتی که قربانی نابرابری های اجتماعی گردند و به دلایلی از جمله فقر از تحصیل محروم و وارد چرخی کار اجباری شوند مسیر جامعه نیز برای پیشروی به سمت توسعه پایدار با موانع دشوار روبرو خواهد شد. با وجود درک این موضوع که کار کودکان به سلامت فرد و جامعه آسیب وارد می کند و به دور از حقوق انسانی است، هنوز همچنان کودکان بسیاری در سراسر سر جهان قربانی کار زود هنگام می کار کودکان معزلی است که در بستر جامعه ای ایجاد می شود که برنامه ریزان و تصمیم گیرانش از ایجاد کردن فرصت های برابر برای تمامی اقشار و همچنین کاهش فقر ناتوانند. یا چنین مسئله بسیار مهمی را قربانی منافع سیاسی خود می کنند. برای همین است که مشاهده می شود بر خلاف قوانین مصوب در عرصه های ملی و فراملی برای توقف کار کودک و همچنین کنوانسیون های جهانی همچنان کودکان در چرخی کار اجباری آسیب می بینند. به خصوص آنکه بسیاری از این اشکال کار و کارهای طاقت فرسا محسوب می شوند که در فرایند رشد طبیعی کودک خلل ایجاد میکنند و سلامت جسم و روان او را به خطر میاندازند تلاشهای جهانی برای کاهش و توقف کار کودک از سالها پیش آغاز شده است در سال 1999 میلادی، سازمان جهانی کار کنوانسیون حداقل سن استخدام را تصویب کرد که به موجب آن به کارگیری کودکان زیر 15 سال ممنوع اعلام شد و برای مشاغل زیانآور نیز کودکان زیر 18 سال نباید استخدام میشدند. پس از تصویب این قانون کشورهای بسیاری از جمله بریتانیا قوانین داخلی خود را برای مبارزه با کار کودک اصلاح کردند در سال 1973 سازمان جهانی کار نیز کنوانسیون حذف فوری بدترین اشکال کار کودک را تصویب کرد که به موجب این کنوانسیون که با عدد 182 شناخته می شود به کارگیری کودکان در مشاغل سخت و زیان‌آور ممنوع اعلام شد در سال 2020 میلادی با پیوستن تمامی کشورهای جهان به این کنوانسیون سازمان ملل سال 2020 را نقطه عطف تاریخی برای تلاش جهانی در جهت توقف کار کودک اعلام کرد و سال 2021 را سال توقف کار کودک نامید. بیشتر سال 2015 میلادی نیز سال تلاش برای حذف کار کودک اعلام شده بود با همه این تلاش ها یونیسف و بسیاری دیگر از سازمان های مدافع حقوق کودکان اعلام کرده اند تا زمانی که فقر وجود دارد پایان دادن به کار کودکان امکان پذیر نیست این گفته بدان معناست که درست است قوانین و مقررات بین المللی و داخلی برخی کشورها کار کودکان را منع کرده اند، اما از منظری دیگر جنبه اجباری داشتن درآمد و تأمین معاش برای کودکان را نیز باید در نظر گرفت. از همین رو پرسش هایی به ذهن خطور می کند. کودک تحت چه شرایطی مجبور به کار کردن است؟ چه عواملی در تعیین نوع کار وی دخالت دارند؟ اگر کار فعلی را کنار بگذارد چه جایگزین های مناسبی خواهد داشت؟ در بسیاری از کشورهای جهان کار کردن کودکان تا یک سن خاص ممنوع شده است. با این حال در بعضی از نقاط دیگر جهان ممنوعیت چندانی برای کار کردن کودکان وجود ندارد. مسئله ای که در خصوص کار کردن کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است، وضعیت تعریف شده برای کار آنهاست. در بعضی از کشورهای جهان کودکان بدترین شرایط را در حین کار تجربه می کنند. مثلا ممکن است به آنها کارهایی طاقت فرسا و به اصطلاح یکی از بدترین اشکال کار کودک محول شود یا اینکه کودک را به سمت رفتارهای ناپسند تحریک کند. کودکان کار بر اساس دو معلفه به صورت رسمی در کشورهای مختلف تعریف می شوند. نخست نوع کار است و دوم حد سن مناسب برای آن کار. کودک کار به کودکی اطلاق می شود که به فعالیتی اشتغال داشته باشد که برای سلامت فیزیکی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و شخصیتی او مضر باشد و امکان رشد طبیعی را که شامل حق آموزش و بازی است از او سلب کند. معلفه دوم سن مناسب برای هر شغل و کار است که آثار و پیامدهای آن بر سلامت و رشد کودک نمود می‌یابد. بر این اساس قرارداد شماره 138 سازمان بین المللی کار یک حداقل سنی را برای مشاغل مختلف تعیین کرده است که اگر کودکی با سنی پایین تر از سن آن شغل در آن هیته فعالیت کند آن کودک کودک, کودک کار خوانده می شود. در ایران نیز بر اساس ماده 79 قانون کار اشتغال به کار کودکان زیر 15 سال ممنوع است و در صورتی که کارفرمایی افراد زیر 15 سال را به خدمت بگیرد متخلف شمرده می شود و مشمول مجازات از جریمه نقدی و حبس تا پلمپ کارخانه و ابطال پروانه کار خواهد شد. ماده 84 قانون کار نیز پیش بینی کرده است که در مشاغل و کارهایی که ماهیت آن برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود که تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است بر اساس ماده 80 قانون کار کارگری که سنش بین پانزده تا هجده سال تمام باشد کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد. بر اساس ماده 80 تا 84 قانون کار کارفرما می تواند تحت شرایط خاصی از نیروی کار نوجوان استفاده کند که این شرایط عبارتند از انجام دادن آزمایش های پزشکی برای کارگر نوجوان الزامی است. ساعت کار روزانی کارگر نوجوان باید نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران باشد. ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام دادن کار در شب و نیز ارجاع انواع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با است بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است. همچنین فعالیت در مشاغلی که از نظر اخلاقی برای نوجوان سخت و زیانبار باشد ممنوع است. در صورت رعایت نکردن موارد بالا، جریمه نقدی معادل پنج تا صد برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر بر عهده کارفرماست. در مجموع باید گفت برخلاف الزامات و محدودیت ها خارج بودن بعضی از کارگاه های خانگی و کارگاه های کوچک از شمول قانون کار امکان به کارگیری و استثمار کودکان را به وجود آورده است. در زمینه ی حوادث شغلی نیز بعد از کارگاه های ساختمانی بیشترین حوادث در کارگاه های کوچک رخ می دهد که آن هم به دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی و انجام نشدن بازرسی دقیق است. در این کارگاه ها اگر حادثه ای برای یک کودک رخ بدهد، این کودکان به دلیل ناآگاهی در مورد قوانین و ترسی که دارند به هیچ جا مراجعه نمی کنند و حقشان زایع می شود. کودکان کار در شرایط بسیار نامطلوب از نظر تغذیه بهداشت و اقدام به کارهای خطرناک و حاد به سر میبرند این کودکان می توانند به راحتی بازیچه دست مجرمان حرفه‌ای اعم از سارقان یا باندهای توزیع مواد مخدر عوامل ایجاد خانه های فساد و غیر قرار گیرند و همچنین عدم بهرهگیری از آموزش و تحصیل علم و فن باعث شده است تا قدرت رقابت با سایر کودکان برای ای ایجاد یک زندگی سالم هرچه بیشتر از این کودکان سلب شود. به طور کلی بیشتر کودکان کار به دلیل داشتن وضعیت عاطفی نامناسب و شرایط خاص زندگی دارای روحیه ای حساس و از نظر عاطفی آسی پذیرتر از کودکان همسال خود هستند بنابراین بی توجهی و نادیده گرفتن این کودکان باعث نهادین شدن خشمی پنهان در ناخودآگاه آنها شده است که به هنگام بزرگسالی باعث بروز بسیاری از ناهنجاریها در جامعه می شود. از سوی دیگر کار کودکان سبب افزایش سود و انباشت سرمایه برای کسانی می شود که کودکان را استثمار می کنند و در نتیجه در جامعه فاصله طبقاتی و فقر و دستی را افزایش می دهد. کودکان را از دست یابی به دانش و مهارت کافی باز می دارد و بهرهوری نیروی کار را کاهش می دهد. همچنین سبب افزایش آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، بزهکاری، استثمار، تبعیض و فقر می شود و در نتیجه سلامت اجتماعی را به مخاطره می اندازد و مانع پیشرفت و توسعه جامعه می گردد. با توجه به شرایط متفاوت کاری کودکان و بروز مشکلات و آسیب های بسیار در مکان و کارگاه های متفاوت، و همچنین افزایش کار کودکان در فضاهای بسته این پژوهش در صدد مطالعه و شناخت کار کودکان و شناسایی اشکال گوناگون کار کودک در شهر تهران و شهرکهای اقماری اطراف آن است شناسایی پیامدها و آسیب هایی که کودکان در محیط کار متحمل می و نیز علل تداوم بخش کار کودکان و عوامل دخیل در کاهش یا افزایش کار کودک نیز در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است و در انتها نیز در کنار جنبندی نهایی و نتیجه گیری برخی راهکارهای اجرایی برای مبارزه با هر نوع بهره کشی از کودکان ارائه شده است امید آنکه این پژوهش که حاصل ماها مطالعه و تحقیق در میدان است و در نتیجه ساعتها گفتگو با کودکان کار، کارفرمایان آنها و مددکاران تهیه شده است، بتواند چرا راهی برای مبارزه با هر نوع استثمار و بهرکشی از کودکان باشد و کودکی از دست رفته را به آنها بازگرداند. ردپای رد استثمار در جهان کودکی گردآورنده و سرپرست پژوهش کامیل احمدی راوی نسیم تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف, آوای بوف دات کام. فصل اول کلیات پژوهش بخش اول طرح مسئله شناسایی و مطالعه اشکال کار کودکان کار کودک پدیده ای جهانی است که انواع و اشکال مختلفی دارد اما بر اساس تعریف سازمان جهانی کار کودک به مجموع فعالیت های اطلاق می شود که به سلامت جسم، روح و روان کودک آسیب وارد می کند و حق آموزش و تحصیل را از او سلب می کند. برای مثال، باعث محرومیت وی از رفتن به مدرسه یا ترک تحصیل اجباری یا التزام او به کار سنگین و طولانی همزمان با تحصیل می شود. گزارش سازمان بین المللی کار در سال 2018 نشان می دهد. حدود 218 میلیون کودک در سراسر جهان به یکی از انواع کار مشغولند. با استناد به این گزارش می توان گفت از هر ده کودک در دنیا یک نفر کودک کار وجود دارد. بر پایه اعلام سازمانی جهانی کار، کشورهای جنوبی صحرای آفریقا بیشترین تعداد کودکان کار را به خود اختصاص داده اند و بر اساس آمار ارائه شده که سال 2018 این سازمان 29 درصد از کودکان 5 تا 17 ساله در این منطقه کار می کنند که بیشتر آنها نیز در بخش کارهای سخت و زیانآور مشغولند. این وضعیت در خاورمیانه میانه و کشورهای شمال آفریقا متفاوت است و در این مناطق حدود پنج درصد کودکان 5 تا 17 ساله به کارهای خطرناک مشغولند. اما در کشورهای جنوب شرقی آسیا وضعیت کودکان کار نگران کننده اعلام شده است. در کشورهایی مانند هند و پاکستان بیشتر کودکان در قالب قراردادهای رعیتی به فروش می رسند یا دزدیده می شوند تا در مزارع کارخانه ها و کارگاه ها با شرایط کاری سخت استثمار شوند. آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی کار برآوردی تقریبی از تعداد و جمعیت کودکان کار در جهان است. چرا که ارائه ای آمار دقیق کودکان کار با توجه به اشکال متفاوت و اینکه در بسیاری موارد ماهیت پنهان دارد تقریبا غیر ممکن است. گسترش همزمان فقر و جهانی شدن فعالیت های اقتصادی در جهان و فقیر شدن بخش های بزرگی از جمعیت و خانواده های کودکان آنها را وامی دارد تا برای بقای خود و هر فعالیتی روی آورند به عبارتی مجموعه عوامل مذکور باعث گسترش بخش اقتصاد غیررسمی شده است به طور کلی در طول پنجاه سال گذشته اقتصاد غیررسمی در مناطق مختلف جهان رشد کرده است. تلاش های گسترده ای برای تعریف اقتصاد غیررسمی شده است و از مفاهیم مختلفی برای اشاره به این بخش استفاده شده است. مفاهیمی مانند اقتصاد سایعی، اقتصاد موازی، اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد غیررسمی. نکته قابل ذکر آن است که اقتصاد غیر رسمی با بخش اقتصاد غیر قانونی متفاوت است. در قوانین کشورها فعالیت هایی که در بخش اقتصاد غیر قانونی مانند تولید و قاچاق مواد مخدر انجام می شود جرم تلقی شده اند. اما فعالیت های بخش اقتصاد غیر رسمی لزوما جرم نیست و غیر قانونی محسوب نمی شود. اساسا اقتصاد غیر رسمی شامل تمام فعالیت های کسب درآمد است که از سوی دولت در محیط های اجتماعی تنظیم نشده است در جایی که فعالیت های مشابه تنظیم می شوند. به همین ترتیب در ایران نیز در یکی دو دهه گذشته اقتصاد غیر رسمی رشد چشمگیری داشته است و به فقر و نابرابری عمیق دامن زده است. با تغییرات اجتماعی گسترده و تغییر در اقتصاد معیشتی و گسترش بخش غیررسمی همزمان فقر نابرابری و استثمار مفرت فقرا تقویت می شود. اقشار ضعیفتر از لحاظ جنس و سن یعنی زنان و کودکان بیشترین تعداد کارگران بخش اقتصاد غیررسمی را تشکیل می دهند. بسیاری از مشاغل در اقتصاد غیررسمی عواقب جسمی و روانی زیادی برای کودکان به همراه دارند کار پنهان کودک در محیط های بسته نیز نوعی از مشاغل پرخطر محسوب می شود. زیرا کودکان از پیش چشم ها پنهان می مانند و معلوم نیست که چه بر سرشان می رود چنان که کار در کارگاه های کوچک کارگاه های خانگی و در موارد بسیاری در کارگاه های غیر و در بخش اقتصاد غیررسمی رسمی آسیب های بسیاری را با خود به همراه دارد. زیرا کودکان در محیط های بسته کاری آزادی عمل کمتری را تجربه می کنند و توانایی کمتری در دفاع و مراقبت از خود نسبت به محیط خیابان دارند. وجود فضاهای دلگیر خفه و پرخطر کارگاه های زیرزمینی احتمال استثمار و کودک را بیشتر می کند. از دیگر سو کودکان حق تصرف پول یا دستمزد خود را ندارند و از این جهت نیز استثمار می شوند. به طور کلی گسترش کار کودک اشکال گوناگونی به خود گرفته است که می تواند شامل دست فروشی و گل فروشی در خیابانها، کار در تعمیرگاه ها و مکانیکی ها، کار در تولیدی های خیاطی و بلورسازی، کار در کوره های آجرپزی و حتی زبال گردی شود. درباره کارگاه های مختلف و شرایط کاری کودکان در این محیط ها اطلاعات اندکی در دسترس است چرا که مشخص نیست در روز چند ساعت از کودک کار میکشند و چه میزان دست موز به کودک پرداخت می شود. از این رو لازم است اشکال کار کودکان شناسایی شود و به لحاظ ماهیت شرایط و مخاطرات کار مطالعه و بررسی گردد. هدف این پژوهش نیز همین است. به عبارت دیگر اهداف این پژوهش عبارت است از شناسایی و مطالعه اشکال کار کودکان در شهر تهران به لحاظ ماهیت، شرایط و پیامدهای آن برای کودکان اگرچه به صورت کلان سعی شده است تا این موضوع در ابعاد ملی و جهانی نیز بررسی شود. اهمیت و ضرورت پژوهش کودکان سرمایه های اصلی انسانی برای پیشرفت و توسعه هر کشوری هستند در صورتی که کودکان از رشد جسمی، روانی و اجتماعی خوبی برخوردار نباشند، نمی‌توانند بزرگسالی خوبی را نیز تجربه کنند و در هدایت جامعه به سوی توسعه، کارایی لازم را نخواهند داشت. به عبارتی، کار کودکان نه تنها مانع از ادامه تحصیل آنها می شود و آنها را از همسالان خود دور می کند بلکه بر سلامت جسمی و روانی کودک نیز تاثیر منفی میگذارد. کودکان به دلیل اینکه در مراحل رشد جسمی قرار دارند و جسم آنان از بزرگسالان ضعیفتر است بیشتر در مقابل صدمه ها و بیماری های ناشی از کار آسیب پذیرند و به دلیل سن کم از خطرات بعضی کارها آگاهی ندارند و یا آگاهی آنها اندک است. در نتیجه تعداد بالایی از کودکان کار و در برخی از کشورها تقریبا دو سوم آنها در معرض مخاطرات جدی قرار دارند. بسیاری از کودکان با آسیب ها و صدمه مانند زخم ها،, ها یا قطع عضو، سوختگی‌ها و بیماری های پوستی، آسیب های بینایی و شنوایی، بیماری های تنفسی و گوارشی، سردرد ناشی از کار در محیط های گرم و مانند اینها روبرو هستند. بر این اساس و بر پایه آمارهای سازمان بین المللی کار در سال 2005 به طور متوسط در هر سال 22 هزار کودک در اثر آسیبهای کار فوت می کنند. کودکان کار علاوه بر آسیبهای جسمی با آسیبهای غیر جسمی نیز روبرو رو هستند که معمولا این آسیبها ترمیم ناپذیرند و پیامدهای جبران ناپذیری بر جای می گذارند. برای مثال کودکان کارگر از بعد شناختی دچار ضعف می شوند و این مسئله بر یادگیری آنان خصوصا در دوران تحصیل تاثیر میگذارد. رشد عاطفی کودکان نیز در اثر کار در شرایط سخت روانی مختل می شود و احساساتی مانند عزت نفس کافی، اعتماد به نفس، دلبستگی خانوادگی و عشق و دوستی در آنها لطمه می بیند. این کودکان همچنین دچار انواع افسردگی ها و استراب هایی می شوند که با سنشان سن تناسب ندارد و با داشتن مسئولیت کاری در یک کارگاه کوچک به دلیل ندیدن آموزش لازم و نداشتن قدرت برنامه ریزی در محیط کار مدام مستربند که این استراب همراه همیشگی آنان در زندگی خواهد بود. با وجود ضرورت و اهمیت شناخت اشکال گوناگون کار کودک، تا کنون مطالعه جامعی در این زمینه در ایران انجام نشده است. مطالعات موجود صرفاً به اشکال محدودی از کارهای کودکان پرداخته است و این در حالی است که در همین مطالعات اندک نیز برخی از کارها مانند کار خانگی با وجود فراوانی بسیار مطالعه و بررسی نشده است. مطالعه در این باب از جهات گوناگونی اهمیت دارد. طبعات روانی و جسمی کار کودکان نه تنها فرد بلکه جامعه را نیز درگیر می کند. کودکان کار جزو محروم ترین اخشار جامعه اند که از بیشترین حقوق اساسی خود بی همچنین ابعاد مختلف این پدیده مانند شرایط کاری کودکان، تعداد کودکان کار در کارگاه ها و مکان کاری متفاوت، دستمزد آنها ساعات کاری مشکلات کار در کارگاهها و مکانهای متفاوت و مزایای آن برای کودک و کارفرما و نقط چین مشخص نیست و به دلیل نداشتن شناخت درست از این پدیده سیاستگذاری ها و اقدامات خاصی نیز صورت نگرفته است. بنابراین پرداختن به مسئله اشکال گوناگون کار کودک و شناخت ابعاد پنهان این پدیده و همچنین ارائه راهکارهای علمی و عملی میتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی در این حوزه کمک کند اهداف تحقیق هدف اصلی این پژوهش شناخت اشکال گوناگون کار کودک در شهر تهران و هومه است اما شناخت علل و عوامل تعیین کنندی اشکال گوناگون کار شناخت ماهیت و شرایط کار و شناخت پیامدهای اشکال گوناگون کار در کودکان با تاکید بر مخاطرات کار برای کودکان نیز به عنوان اهداف سانویه در نظر گرفته شده است برای دستیابی به این اهداف نیز پرسشهایی طرح شد که پاسخ به هر کدام از آنها توانست شناخت نسبتا کاملی از وضعیت کودکان کار در تهران به دست دهد. و چه بسا به سبب تنوع و گستردگی اشکال کار کودک در پایتخت بتوان این شناخته کامل را به کل ایران و سایر کلان شهرهای ایران نیز تعمیم داد. این سوال ها عبارت بودند از اشکال گوناگون کار کودک چیست؟ چه عواملی باعث کار کودکان در مشاغل مختلف می شود؟ کودکان کار در مشاغل مختلف چه ادراکی از کار خود دارند؟ پیامدهای کار کودکان در مشاغل مختلف چیست؟ کودکان در مشاغل مختلف با چه مخاطرات و مشکلاتی مواجهند؟ شرایط کاری کودکان در مشاغل مختلف چگونه است؟ محدودیت‌های پژوهش با توجه به موضوع پژوهش یعنی اشکال کاری کودک در فضاهای بسته و باز، محدودیت‌های خاصی مانند نحوه و میزان دسترسی به جامعه هدف، پراکندگی جامعه هدف در شهر تهران و هومه، وجود مهاجران غیرقانونی، نبود امکان مصاحبه با کودکان تحت نظر کارفرما و در کل کودک بودن جامعه هدف روبرو بوده است. به طور کلی در این مطالعه به اشکال گوناگونی از کار کودک شامل تولیدی های خیاطی و پرد دوزی، پادویی گلفروشی بلورسازی اشکال مختلف کارهای فنی زبالگردی، چرخکاری کار در کارگاه های مختلف تولیدی کار در کارواش کار در کوره های آجرپزی و اشکال مختلف کارهای خیابانی مانند دستفروشی شیشه فال فالفروشی گلفروشی فروشی و غیره پرداخته شده است. اما محدودیت های مالی و زمانی و نیروی انسانی اجازه مطالعه عمیقتر در تمام اشکال گوناگون کار کودک را فراهم نکرد. به سبب چنین محدودیت هایی، گاه فقط به مرور سریع برخی از مناطق اداری کودکان کار پرداخته شد. همچنین درباره برخی از کارها مانند کارهای خانگی به دلیل ماهیت پنهان و دشواری دسترسی به جامعه هدف در حد بزاعت تلاش شد وضعیت کودکان کارگر خانگی بازنمایی شود. در حالی که قصد این پژوهش بیشتر مطالعه اشکال کار کودک در فضاهای بسته و تحت نظر مستقیم کارفرما بود. مصاحبه با کودکان در محل کاری بسته و تحت نظر کارفرما یا امکان پذیر نبود یا اینکه کودک به راحتی امکان صحبت کردن نداشت. و در مواردی نیز گروه پژوهش برای وارد شدن به محل کار کودکان و کارگاهها با ممانعت کارفرمایان مواجه می شدند. دلیل این امر می تواند درگیر کردن کودک و تلف کردن وقتش در حین کار و همچنین نقش خود کارفرمایان در تثبیت وضعیت کاری کودکان در شرایط نامناسب باشد. به طور کلی، عمده ترین محدودیت به شناسایی میدان مطالعه و مصاحبه با جامعه ی هدف مربوط می شود. و از آنجا که در بیشتر موارد فضای کارگاه ها کوچک بود و کودک در فاصله کوتاهی با دیگر کارگران و کارفرما قرار داشت امکان مصاحبه به راحتی فراهم نبود و همچنین جلب اعتماد و رضایت کودکان برای مصاحبه نیز از دشواری های پژوهش بود کما اینکه کودکان در بیشتر موارد تمایل چندانی به مصاحبه نداشتند یکی دیگر از محدودیت های پژوهش به زمان این پژوهش یعنی تابستان سال 1399 مربوط می شود که همزمان با بهبوه شیوع ویروس کرونا بود که همین مسئله خود مشکلات بسیاری را برای گروه پژوهشگران از جهت رعایت پروتکل های بهداشتی در میدان به وجود آورده بود. رعایت اخلاق در پژوهش که یکی از موارد مهم در هر کار پژوهشی به شمار می رود نیز محدودیت هایی را به پژوهش وارد کرد. در مواردی بعد از مرحله دشوار شناسایی کارگاه های محل کار کودکان و کسب موافقت کودکان برای مصاحبه گاه برخی از آنان از مصاحبه امتنا کردند و یا در عواسط مصاحبه از ادامه ی گفتگو خودداری می نمودند. در خصوص عکس های کودکان نیز تلاش شد تا حقوق کودکان برای پنهان ماندن هویتشان محفوظ بماند به طوری که چهره آنها در عکس ها با تغییراتی که در مرحله گرافیکی انجام شد قابل شناسایی نیست شروع پژوهش با حال از ابهام برای گروه میدان همراه بود زیرا این پژوهش در ابتدا در نظر داشت کار کودکان در کارگاه های زیرزمینی را مطالعه کند اما در فرایند پژوهش و مواجهه با اشکال گوناگون کار کودک در کارگاه ها و مکانهای متفاوت پژوهش با شرایط جدید روبرو شد به همین سبب مصاحبه نام ای که در ابتدا تهیه شده بود چندین بار بازبینی شد و تمامی پرسش های طراحی شده از همه کودکان پرسیده نشد بخش دوم تاریخچه کار کودک کار کودک عمری به درازای تاریخ پیدایش جهان و تولد انسان دارد از همان دورانی که انسان برای ادامه بقای خود به کار ساختن سرپناه و تأمین غذا مشغول شد، کودکان نیز به طرق مختلف به کار گرفته شدند و به فراخور توانایی جسمی خود موظف بودند در کارها مشارکت کنند و با گذشت زمان و تغییر سبک زندگی انسان این مشارکت همواره گسترده تر نیز شده است. چنانچه مطالعات باستانشناسی نشان می دهد استفاده از کودکان در اجتماعات مبتنی بر شکار و گردآوری خوراک نسبت به جوامع متأخرتری که از طریق کشاورزی ارتزاق می کردن به مراتب کمتر بود. به عبارت دیگر پس از دوران پارین سنگی با افزایش جمعیت گسترش شهرنشینی و اقامتگاه های دائمی و رونق کشاورزی استفاده از نیروی کار کودکان نیز رواج پیدا کرد. و در تمام اعثار تاریخ و در جوامع مختلف تداوم یافت در جوامع اولیه همه اعضای خانواده در جهت بقا و انسجام اجتماعی انجام وظیفه میکردند و کودکان نیز به فراخور ظرفیتشان کار میکردند به عبارت دیگر کار قسمتی از فرایند جامعه پذیری در این گونه جوامع به شمار میرفت و سن شروع به کار کودکان را میتوان از لحظه ای تخمین زد که آنها قادر بودند در برخی کارها مشارکت کنند و مسئولیت هایی را بر عهده بگیرند و این مسئولیت ها با افزایش سن و سال آنها فوزونی یافت به ویژه اینکه در گذشته دوره ای به نام نوجوانی وجود نداشت و هر فرد پس از پشت سر گذاشتن این دوران کودکی وارد مرحله بزرگسالی میشد و موظف بود در مشاغلی همچون کشاورزی، دامداری، کارهای صنعتی و امور مربوط به خانه مشارکت کند. در برخی جوامع حتی مسئله از این نیز فراتر می رود و انگیزه بسیاری از خانواده ها در فرزندآوری علاوه بر تداوم نسل استفاده از کودکان به عنوان بازو و اهرام نیروی کار بوده است. این مسئله درباره کودکان دختر و پسر تفاوت چندانی نداشت فقط بیشتر پسران در کارهای بیرون از خانه و بیشتر دختران در کارهای خانه مشارکت می کردند. در مواردی که کودکان در کارهای صنعتی فعالیت می نیز روابط به صورت استاد و شاگردی تعریف می شد. با وجود این کار کودکان در اعثار گذشته با آنچه پس از انقلاب صنعتی در دنیا رایج شد تفاوتهای بنیادین دارد. چرا که تا پیش از انقلاب صنعتی کار کودکان هر چند سخت و طاقت فرسا محصول سنت های رایج و فرهنگ غالب بر جوامع بود اما پس از انقلاب صنعتی دنیا با پدیده ای مواجه شد که به صورت نظامدار و هدفمند کودکان را استثمار می کرد و آنها را به عنوان نیروی کار ارزان قیمت و چابک به کار می گرفت. انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم اتفاق افتاد دوره ای که دنیا با آتش شگفتانگیز تولید روبرو شد و برای سرعت بخشیدن به فرایند تولید ماشینالات مکانیکی جایگزین کار انسانی شد و کارخانه های بزرگ و کوچک ابتدا در بریتانیا و سپس در ایالات متحده و دیگر کشورهای دنیا گسترش پیدا کرد. صاحبان کارخانه ها می بایست برای کار با ماشینالات نیروی انسانی استخدام می کردند. اما کار با آن دستگاه ها به قدرت و تخصص خاصی نیاز نداشت. بنابراین کارفرمایان تمایل شدیدی به استخدام کودکان پیدا کردند که نسبت به بزرگسالان دستمزدشان کمتر بود. اتفاقی که در فرایند صنعتی شدن شکل گرفت این بود که کار کودکان نسبت به آنچه تا پیش از آن وجود داشت ماهیت متفاوتی پیدا کرد و روابط کارفرمایی مبتنی بر دستمزد به وجود آمد ولی این روابط ساختار عادلانه این نداشت و با وجود کار سخت و طاقت فرسا دستمزدهای اندک به کودکان پرداخت میشد یک کودک کارگر ممکن بود شش روز هفته بین دوازده تا هجده ساعت در روز فقط برای دریافت یک دلار کار کند. بسیاری از کودکان از سنین قبل از هفت سالگی با مشاغلی از قبیل کار با ماشینالات، تراش فلزات یا حمل بارهای سنگین کار را شروع می کردند. محیط کارخانه ها نیز اغلب تاریک نمور و کسیف بود. حتی بعضی از کودکان در زیر زمین و در معادن زغال سنگ کار می کردند. این کودکان هیچ فرصتی برای بازی کردن یا مدرسه رفتن نداشتند. حتی وقت کمی برای استراحت داشتند و بیشترشان بیمار می شدند. این موضوع در آثار نویسندگان و اندیشمندان بزرگی از جمله چارلز دیکنز و کارل مارکس نیز به شکل انتقادی و اعتراضآمیزی منعکس شده است مارکس در توصیف وضعیت کودکان به کار گرفته شده با اختراع صنایع جدید در کنار رودخانه ها در استانهای جدید همچون داربیشایر ناتینگامشایر و لانکشایر در انگلستان می نویسد. کارفرمایان در کنار استفاده از کارگران بزرگ سال، کودکان خورد سال، نوانخانه ها را نیز به کار گرفتند، چرا که چالاک بودن آنها و انگشتان ریز نقششان زیاد به کار آنها می آمد. شرایط کار این کودکان تیر بخت وحشتناک بود و به طبع دست مزدشان اندک. صدماتی که پس از انقلاب صنعتی بر کودکان وارد شد آنقدر زیاد است که شاید بتوان قرن هجدهم میلادی را سیاهترین قرن برای کودکان فقیر و کودکان کار به شما را برد. وقتی والدین از عهده مخارج فرزندانشان بر نمی آمدند، آنها را به صاحبان کارگاه ها یا کارخانه ها می و کارفرمایان بچه ها را به روش های به کار می گرفتند. برای مثال یک کارخانه تولید شیشه در ماساچوست با سیم خاردار احاطه شده بود تا از فرار بچه های شرور جلوگیری کند و این بچه های به اصطلاح شرور همان کودکان زیر دوازده ساله ای بودند که در تمام طول شب باری از شیشه داغ را برای دریافت دستمزد چهل سنتی یا یک دلاری حمل می کردند. در جوامع صنعتی شرایط اصفناک و نگران کننده ی کودکان کار و تمایل کارفرمایان به استثمار آنها در کنار گسترش روزافزون فقر مسئله ی کودکان کار را به یک معضل اجتماعی تبدیل کرد و بالاخره کلیسا، گروه های کارگری، معلمان و بسیاری از مردم در برابر این رفتار ظالمانه اعتراض کردند. و برای ایجاد اصلاحاتی در این زمینه با فشاری نمودند. همچنین با ظهور نویسندگان بزرگی که به نیازهای کودکان و دنیای آنها توجه ویژه و خاص نشان دادند و جهان را از زاویه نگاه آنها توصیف و قضاوت کردند، شکل مواجهه با کودکان نیز تغییر کرد و جهان تحولی عظیم را نه تنها در مواجهه با کودکان بلکه در شیوه های تربیتی و آموزشی تجربه کرد. در این مسیر، آثار نویسندگان بزرگی همچون چارلز دیکنز و ویکتور هوگو که مسائب کودکان در عبر شهرهای مدرن و سرشار از منفعت طلبی و خشونت را به تصویر کشیدند، بسیار مؤثر بود. دیکنز در رمان اولیور تویست وضعیت اصفناک کودکان فقیر و کودکان کار را به تصویر کشید و در نتیجه تمام این تلاش ها به تدریج در کشورهای مختلف قوانینی وضع شد تا وضعیت کودکان کار بهبود یابد. انگلیس اولین کشوری بود که قوانینی درباره کار کودکان وضع کرد. بین سالهای 1802 تا 1878 میلادی مجموع قوانینی وضع شد که به تدریج باعث کاهش ساعات کاری و بهبود وضعیت کودکان کار در محیط کار میشد. بر اساس این قوانین حداقل سن برای کار کودکان نیز افزایش پیدا کرد. بعد از آن سایر کشورهای اروپایی نیز قوانین مشابهی را وضع کردند اما سالها طول کشید تا کار کودکان در ایالات متحده غیرقانونی شود مثلا در کانکتیکت در سال 1813 قانونی وضع شد که بر آن کودک کار باید تا حدی برای ادامه تحصیل فرصت داشته باشد سال 1899 در 28 ایالت آمریکا قوانینی درباره محدودیت کار کودکان وضع شده بود. پس از آن تلاش های زیادی برای وضع قوانین ملی کار کودکان انجام گرفت. کنگره ایالات متحده در دو قانون در سالهای 1918 و 1922 وضع کرد ولی دیوان عالی هر دوی آنها را خلاف قانون اساسی دانست. در سال 1924 کنگره درخواست اصلاحی ای در قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت کار کودکان را ارائه داد ولی ایالات آن را به تصویب نرساندند سپس کنگره در سال 1983 قانونی درباره استانداردهای کار منصفانه وضع کرد که بر اساس این قانون حداقل سن برای کودکانی که در ساعات مدرسه کار می کنند 16 سال و برای کودکانی که بعد از ساعات مدرسه کار میکنند کنند 14 سال و برای مشاغل خطرناک 18 سال تعیین شد. بحران کودکان کار در جوامع صنعتی و گسترش فقر فضاینده نگرانی ها را درباره وضعیت کودکان و آینده آنها بیشتر می کرد و اقدامات پیشگیرانه را ضروری می نمود. سازمان جهانی کار در سال 1973 با درک همین وضعیت و با هدف پایان دادن به هر نوع بهره از کودکان کنوانسیون حداقل سن استخدام را تصویب کرد. این پیمان نامه به کشورهای عضو اجازه میداد افراد دارای پانزده سال تمام را برای کارهای سبک استخدام کنند و برای کارهای سخت که سلامت روان و جسم کارگر را به خطر میاندازد حداقل سن استخدام هجده سال تمام باشد با وجود اینکه کشورهای عضو این پیمان نامه موظف شده بودند از کودکان در برابر هر نوع بهره حمایت کنند اما پدیده کار کودک هر روز ابعاد تازه ای پیدا می و اگرچه کودکان به طور قانونی به استخدام در نمی آمدند از آنها به اشکال غیرقانونی ادامه داشت به از کودکان و استثمار آنها در سال 1999 سازمان جهانی کار را بران داشت تا کنوانسیون بدترین اشکال کار کودکان را به تصویب برساند. کشورهای امضا این کنوانسیون خود را متعهد می دانستند که برای حذف بدترین اشکال کار کودکان اقدامات فوری را انجام دهند. بر اساس ماده اول تا سوم این کنوانسیون هر عضوی که این معاهده جهانی را تصویب می کند باید اقدامات فوری و مؤثری را برای ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک به عنوان موضوعی فوری اتخاذ نماید از نظر این کنوانسیون اصطلاح کودک درباره تمام اشخاص کمتر از 18 سال به کار برده می شود اما کنوانسیون جهانی حذف بدترین اشکال کار کودک نیز نتوانست به بهرهکشی و استثمار کودکان در دنیای مدرن پایان بدهد از همین روی بود که سازمان جهانی کار در سال 2002 به عنوان سومین اقدام خود پیشنهاد تعیین روزی برای مبارزه با کار کودک در تقویم جهانی را به سازمان ملل ارائه داد این گونه بود که دوازده ماه جوان به عنوان روز جهانی مبارزه با کار کودک اعلام شد اما با وجود تمامی اقدامات پیشگیرانه و تلاش های جهانی کار کودک همچنان به عنوان معزلی اجتماعی در جوامع گوناگون وجود دارد. آمار کودکان کار در جهان سازمان جهانی کار در سال 2005 میلادی از جمعیت 246 میلیون نفری کودکان کار در جهان خبر داد و اعلام کرد از این تعداد 73 میلیون نفر کمتر از 10 سال داشتند و هر سال حدود 22 هزار کودک در اثر حوادث ناشی از کار اجباری جان خود را از دست دادند. مهمترین دستاورد تلاش های جهانی برای حضب کار کودک و قوانین پیشگیری و منع به کارگیری کودکان در کشورهای مختلف جهان کاهش چشمگیر تعداد کودکان کار در کمتر از پانزده سال بود به طوری که گزارش سال 2018 سازمان جهانی کار نشان داد این رقم به 152 میلیون نفر در جهان کاهش یافته است بر اساس آمار اعلام شده اگر این سازمان همکنون حدود نیمی از کودکان کار جهان یعنی 72 ممیز یک میلیون نفر در آفریقا، 62 ممیز یک میلیون نفر در آسیا و اقیانوسیه، 10 ممیز 7 میلیون نفر در قاره آمریکا، یک ممیز دو میلیون نفر در کشورهای عربی و 5 ممیز 5 میلیون نفر در اروپا و آسیای مرکزی زندگی می کنند. به عبارت دیگر، یک نفر از هر پنج کودک آفریقایی کودک کار است در حالی که این میزان در کشورهای عربی دو ممیز نه درصد در اروپا و آسیای میانه چهار ممیز یک درصد در قاره آمریکا پنج ممیز سه درصد و در آسیا و کشورهای اقیانوسیه هفت ممیز چهار درصد است سازمان جهانی کار اعلام کرده است که از میان 152 میلیون کودکی که قربانی کار اجباری شده اند، حدود 73 میلیون نفر آنها در یکی از مشاغل خطرناک و زیان‌آور به کار گرفته شده اند. بیشترین میزان کار پرخطر یعنی تقریبا سه چهارم آن به سنین کودکان 15 تا 17 ساله تعلق دارد. با این حال، حدود یک چهارم کودکانی که در کارهای پرخطر به کار مشغولند یعنی حدود 19 میلیون آنها زیر 12 سال دارند به عبارت دیگر 48 درصد از آنها 5 تا 11 سال دارند 28 درصد 12 تا 14 سال و 24 درصد 15 تا 17 سال از این تعداد 70 ممیز 9 درصد در بخش کشاورزی، 11 ممیز 9 درصد در بخش صنعت و 17 ممیز 2 درصد در بخش خدمات کار می کنند. با استناد به این گزارش می توان گفت از هر ده کودک در دنیا یک کودک قربانی کار اجباری می شود و چنان که گفته شد کشورهای جنوبی صحرای آفریقا بیشترین تعداد کودکان کار را به خود اختصاص دادهاند به طوری که 29 درصد از کودکان 5 تا 17 ساله در این منطقه کار می کنند که بیشتر آنها نیز در کارهای سخت و زیانآور مشغولند. این وضعیت در خاور میانه و کشورهای شمال آفریقا متفاوت است و در این مناطق حدود 5 درصد کودکان بین 5 تا 17 ساله به کارهای خطرناک اشتغال دارند. اما در کشورهای جنوب شرقی آسیا وضعیت کودکان کار نگران کننده اعلام شده است. در کشورهایی مانند هند و پاکستان بیشتر کودکان در قالب قراردادهای رعیتی به فروش میرسند یا دزدیده میشوند تا در مزارع و کارخانه ها و کارگاه ها با شرایط کاری سخت به کار گرفته شوند همچنین در خانه های قالیبافی بهرهکشی از نیروی کار کودک به دلیل انگشت های ظریفشان رواج دارد آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی کار همچنین از فراوانی جمعیت کودکان کار پسر نسبت به دختران حکایت دارد. به طوری که گفته شده است، در حال حاضر حدود 64 میلیون کودک دختر و 88 میلیون کودک پسر در جهان کار می کنند. استناد به آمار مذکور این شبه را ایجاد می کند که جمعیت کودکان کار پسر نسبت به دختران بیشتر است و این در حالی است که در کشورهای فقیر و در حال توسعه، کودکان دختر بسیاری در چهاردیواری خانه به صورت اجباری مسئولیت انجام کارهای خانه را بر عهده دارند اما به دلیل ماهیت پنهان این نوکار و نداشتن دسترسی تحقیقات میدانی به این جامعه ی هدف آمار این کودکان دختر در شمار کودکان کار محسوب نمی شود. از طرفی بررسی های صندوق کودکان ملل متحد یونیسف نیز در سال 2019 نشان داده است در کشورهایی با کمترین میزان توسعه یافتگی از هر چهار کودک بین پنج تا هفده ساله یک کودک به کاری مشغول است که مانع رشد او می شود و سلامت جسم و روانش را به خطر می اندازد. یونیسف اعلام کرده است بیشترین تعداد کودکان کار را می توان در مناطق جنوبی صحرای آفریقا یافت و در خاور میانه و شمال آفریقا 5 درصد از کودکان گروه سنی پنج تا ه ساله به کارهای اشتغال دارند که برای سلامتشان بسیار خطرناک است. همچنین این عدد برای غرب و مرکز آفریقا 31 درصد اعلام شده است و به طور کلی درصد کودکان کار برای کشورهای توسعه نیافته 29 درصد است. سازمان جهانی کار همچنین اعلام کرده است با وجود تمام تلاش ها برای حذف کار کودک و پیشرفت هایی که حاصل شده همچنان تا سال 2025 میلادی 121 میلیون کودک در سراسر سر جهان به کار اجباری محکومند که 71 درصد این کودکان در بخش کشاورزی، و 69 درصد آنها در خانواده و بدون دریافت حقوق کار می کنند و این بدان معناست که درصد بسیاری از کودکان کار در جهان از سوی خانواده ها به کار اجباری محکوم می شوند در حالی که هیچ دستمزدی نیز دریافت نمی کنند. آماری که از سوی سازمان جهانی کار ارائه شده است برآوردی تقریبی از تعداد و جمعیت کودکان کار در جهان است زیرا ارائه آمار دقیق کودکان کار با توجه به اشکال متفاوت و اینکه در بسیاری موارد ماهیت پنهان دارد تقریبا غیر ممکن است. برای مثال در هندوستان بر اساس آمار غیر رسمی تعداد کودکان کار حدود ده برابر بیشتر از آمارهای رسمی است. آمارهای رسمی جمعیت کودکان کارگر در این کشور را ده میلیون نفر اعلام کردند اما اتحادیه های بازرگانی از آمار صد میلیونی کودکان کار صحبت می کنند. این مسئله درباره ایران نیز صدق می کند و با وجود اظهار نظرهای متفاوت و متغیر هیچ آمار مستند و دقیقی درباره تعداد کودکان کار وجود ندارد. با این همه گفته شده است بین دو تا پنج میلیون کودک کار در بازی سنی بین 5 تا هجده سال در ایران وجود دارد و برخی آمارها این کودکان را با احتساب کودکان کار خانگی تا پنج میلیون نفر نیز برآورد کردند. نبود اطلاعات معتبر که تا حدودی به سبب کارشکنی و بی تفاوتی مقامات و منابع رسمی است همچنین بیان کننده این موضوع است که تعریف های متفق القولی در سراسر سر جهان درباره اینکه چه چیزی کار و چه کسی کودک محسوب می شود هنوز وجود ندارد. در بسیاری از کشورهای جهان کار کردن کودکان تا یک سن خاص ممنوع شده است. با این حال در بعضی از نقاط دیگر جهان هیچ ممنوعیتی برای کودکان کار وجود ندارد. مسئله ای که در خصوص کار کردن کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است، وضعیت تعریف شده برای کار آنهاست. در بعضی از کشورهای جهان، کودکان بدترین شرایط را در حین کار تجربه می کنند. آنها مجبورند برای تأمین نیازهای مادی خود و خانواده بر اساس قالبهای فرهنگی و سنتی حاکم بر جامعه در شرایط بسیار بدی که سلامت، رفاه و امنیتشان را به خطر می اندازد و امکان آموزش و رشد طبیعیشان را در سنین بسیار پایین را سلب می کند به سختی کار کنند. با توجه به شرایط متفاوت کار کودکان در نقاط مختلف جهان برای فهم شرایط و اوضاع این کودکان مطالعات محلی دقیق و جزئی لازم است مثلا ممکن است کارهای طاقت فرسا به آنها محول شود یا اینکه آنها را به سمت رفتارهای ناپسند تحریک کنند وضعیت کودکان کار در کشورهای در حال توسعه یکی از معلفه های اصلی و اساسی توسعه توقف بیدرنگ هر گونه بهره از کودکان و ایجاد شرایطی برای آنهاست که از حقوق طبیعی خود بهرهمند باشند. جامعه ای که هیچ تعهدی در قبال کودکان خود ندارد و برای بهبود وضعیت آنها گام بر نمی دارد در مسیر توسعه با شکست مواجه می شود. اما توقف و حذف کار کودک نیز مقوله است که به عوامل مختلف و متعددی بستگی دارد. یونیسف فقر را مهمترین دلیل کار کودک اعلام کرده و گفته است تا زمانی که فقر در کشورها به طور کامل ریشه نشود، امیدی به پایان بخشیدن به کار کودک نیست. با وجود این یکی از دلایل مهم استمرار بهره از کودکان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تناقض میان قوانین و شیوه های اجرایی آنها در این کشورهاست چنانکه کوارتروپ میگوید بسیاری از کشورها با وجود قوانین موجود درباره کار کودک چشمشان را در این زمینه بسته اند و از پرداختن به این موضوع که بسیاری از کودکان تمام وقت و در شرایط سخت مجبور به کار هستند تفره می روند. علاوه بر این از آنجا که کار کودک اغلب در شرایط غیرقانونی صورت می گیرد کودکان بیش از پیش استثمار می شوند و حداقل قوانین موجود در زمینه پرداخت ساعات کار ایمنی مکان کار و به طور کلی شرایط کاری در این زمینه اعمال نمی شود. حالان که در خصوص کار بزرگ سالان این مسائل تحت نظارت اتحادیه های کارگری قرار دارد. مبارزه با فقر و تقویت بنیان های اقتصادی خانواده ها مهمترین راهکاری است که برای ریشهکنی کار کودکان وجود دارد و در کنار آن برخی اقدامات دیگر نیز می توانند راهگشا باشند. پل و بولتون محکوم کردن جهانی بهرهکشی از نیروی کار کودک به همراه عملی کردن اقدامات اقتصادی علیه کشورهایی که از این قوانین تخطی کنند و به راه انداختن جنبشهایی از سوی سازمانهای غیر دولتی به منظور جلوگیری از بهرهکشی از کودکان را به عنوان دو راه حل کاربردی مبارزه با کار کودکان پیشنهاد کردهاند در ادامه وضعیت کودکان کار در برخی از کشورهای در حال توسعه که با این پدیده روبرو رو هستند بررسی می شود. بنگلادش در کشور بنگلادش واقع در آسیای جنوبی کودکان بسیاری در کارخانه های تولید لباس، مزارع و انواع کارهای صنعتی به کار مشغولند. با این حال یافتن کار برای آنها بسیار مشکل است زیرا به طور غیر رسمی انجام می شود. فقر یکی از اصلی ترین دلایل کار کردن کودکان زیر سن قانونی در کشور بنگلادش به شمار می رود. با اینکه در این کشور قوانین زیادی مبنی بر حمایت از کودکان وجود دارد، اما این کشور با چالش های زیادی در خصوص کودکان کار مواجه است. هندوستان بیش از 33 میلیون کودک در دومین کشور پرجمعیت جهان در معادن، مزارع و باغات و کارخانه های تولید لباس کار می کنند. با وجود رشد اقتصادی کشور هند در چند سال اخیر بسیاری از جمعیت این کشور همچنان در فقر به سر میبرند اگرچه دولت اخیرا تلاش زیادی در خصوص ممنوعیت کار برای کودکان کرده است تعداد این کودکان به خصوص در شهرهای بزرگ این کشور روز به روز در حال افزایش است طبق مطالعه انجام شده ای در هند پانل در سال 1990 داخل پرانتز هزار مصاحبه با کودکان خیابانی در بنبعی علت اصلی وجود کودکان کار در خیابان فقر نیست بلکه خشونت در خانواده است. پومکارا روستایی در منطقه کرالا در جنوب هندوستان است. در این روستا تغییرات مرتبط با انتظارات آموزشی برای کودکان در تعارض با دیدگاه های سنتی در خصوص کار کودکان است. انسان شناسی به نام اولگا بودهایزر در سال 1993 بیان کرده. مدرسه رفتن در کرالا و در بین اعضای کاست های پایین تر مورد استقبال واقع شده است. زیرا آنها فکر می کنند مدرسه رفتن با کسب مدرک برای اشتغال در خدمات دولتی روشی برای خلاصی یافتن از تبعیز کاستی است. با وجود این فرض بنیادی، سیاستهای آموزش در کرالا چنین است که کودکان روستایی ضمن مدرسه رفتن باید برای تأمین هزینه های خود و خانواده هایشان در اوقات فراغت به کار بپردازند. این محدودیت ها کودکان دبیرستانی هندی را به سختی فراوان دچار می کند. زیرا بزرگترها مسئولیت چندانی در برابر هزینه ها احساس نمی کنند. کودکان باید این هزینه ها را از محل کمک هزینه های ناچیز در مدرسه از قبیل حمل و نقل، غذا، تجهیزات آموزشی و پوشاک بپردازند که در مقابل کارهایی که برای والدین و دیگر بزرگسالان انجام می دهند دریافت می کنند. علاوه بر این، والدین هم احساس می کنند کمک در انجام امور روزمره از وظایف اساسی کودکان است. اگرچه برخی به ابعاد مثبت این موضوع می پردازند. مثلا این نکته که این ترکیب ترکیب کار و تحصیل باعث افزایش استقلال و اعتماد به نفس کودکان می شود و رقابت بین کودکان را افزایش داده است اما این مسئله ابعاد منفی بسیاری دارد که انسجام جوامع را تهدید می کند در این رقابت ها بسیاری از کودکان در تحصیل شکست می خورند و این شکست موجب بروز فرودستی در آنان میشود. با وجود این همان گونه که نیون هایز بیان می کند آزارنده ترین و مخرب ترین تاثیر این ترکیب ممکن است مشقت زیادی باشد که کودکان در انجام دادن تکالیف مدرسه و کار با آن مواجهند وضعیتی که وقت چندانی برای بازی و تفریح باقی نمی گذارد. قرقیزستان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی جمهوری تازه تأسیس قرقیزستان گسترش کار کودک را در مقیاس صنعتی در برنامه خود قرار داد این تصمیم در جهت افزایش بهرهوری مزارع پنبه به عنوان درآمد اصلی دولت اسلام کریموف در دستور کار قرار گرفت در این کشور در ماه سپتامبر با شروع فصل بازگشایی مدارس کلاسها به حالت تعلیق در میآیند و دانش آموزان برای کار روانه کشتزارهای پنبه می شوند. برای هر کودک در حدود 20 تا 60 کیلوگرم سهمیه برداشت روزانه در نظر گرفته می شود. با آغاز فصل وجین در بهار بچه ها دوباره روانی مزارع پنبه می شوند. بر اساس مطالعه ای که در سال 2006 انجام شد، نزدیک به دو ممیز هفت میلیون کودک در قیقیزستان به کار در مزارع پنبه اشتغال دارند. جمهوری چاد در چاد کشوری بدون دریا در آفریقای جنوبی که از چهار طرف با خشکی احاطه شده است کودکان معمولا در مزارع کشاورزی و بیشتر در بخش خصوصی فعالیت دارند صاحبان کار برخی از این کودکان در کشور چاد ممکن است برخلاف میل باطنی این کودکان آنها را برای کار کردن به مناطق تولید نفت بفرستند یا حتی دست به قاچاق این کودکان بزنند بر اساس داده های یونیسف بیش از نیمی از کودکان این کشور کار می کنند که از بسیاری از آنها استفاده نظامی می شود. جمهوری دموکراتیک کنگو کودکان در جمهوری دموکراتیک کنگو کشوری در مرکز آفریقا معمولا به مداخله در درگیری های مسلحانی رایج در منطقه و همچنین کار در معدن های طلا و بعضی از انواع کانی ها نظیر ولفرامیت و تانتانیت و داشته می شوند. بر پایه آخرین آمار تعداد 3 میلیون و 328 هزار کودک در کشور کنگو در بخشهای مختلف نظیر کشاورزی و صنعت و خدمات فعالیت می کنند. این کودکان معمولا از رفتن به مدرسه به خصوص در شرق این کشور محرومند یا اینکه به اجبار همزمان با تحصیل به خدمت ارتش در می آیند. نداشتن گواهی معتبر ثبت تولد و شواهد مبنی بر شهروندی بسیاری از کودکان در این کشور باعث شده است که آنها غیر از ورود به بازار کار و کسب درآمد ناچیز برای خانواده هایشان هیچ گزینه ای نداشته باشند. استفاده از کودکان به عنوان برده نیز در این کشور بسیار رایج است. رد پای استثمار در جهان کودکی گردآورنده و سرپرست پژوهش کامیل احمدی راوی نسیم تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای, بوف. آوای بوف. اتیوپی با وجود تلاش های اخیر دولت اتیوپی برای ممنوعیت کار کودکان حدود یک ممیز درصد از جمعیت این کشور که بین سنین 7 تا 14 سال هستند در فعالیت های مختلف به کار گرفته می شوند. تنها نیمی از کودکان این کشور دوره دبستان را با موفقیت به پایان می رسانند. بسیاری از کودکان از مناطق توسعه نیافته کشور به مناطق توسعه یافته تر فرستاده می شوند تا به فعالیت های نظیر کفاشی، دست فروشی، کار در معدن و حتی کارهای بیمزد بپردازند. کنیا در بسیاری از کشورهای مرکزی و جنوبی آفریقا کودکان به طور روزافزون به زندگی خیابانی در شهرها روی می‌آورند تا این گونه به بقای اقتصادی خانواده هایشان کمکی کرده باشند. عوامل فقر این کودکان با کودکان آمریکای مرکزی و جنوبی مشترک است. مهمترین عامل افزایش تعداد کودکان کار و خیابان در این کشور را می توان رکود اقتصادی دهه 1980 و بدهی سنگین اقتصادی ناشی از آن دانست. کنیا پس از کسب استقلال سیاسی در سال 1963 رشد اقتصادی نسبتا خوبی داشت و روند این رشد تا 1980 ادامه داشت و اقتصاد این کشور از بهترین اقتصادهای آفریقا بود اما در اوایل سال 1990 رشد اقتصادی متوقف شد و تقریبا نزدیک به صفر رسید در همان حال نرخ تورم تا چهل درصد بالا رفت و این امر مشقت های فراوانی برای بسیاری از شهروندان پدید آورد. این رکود اقتصادی صندوق جهانی پول، بانک جهانی و سایر سازمان های مالی را بران داشت تا خواهان بازپسگیری قرضهایشان و اعمال سیاستهای های اقتصادی علیه این کشور باشند. همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه درصد بسیار بالایی از جمعیت کنیا را کودکان تشکیل می دهند. یعنی 59 درصد جمعیت این کشور زیر 20 سال دارند و بیشتر از 27 درصد جمعیت این کشور زیر 5 سال دارند. در نتیجه مشکلات اقتصادی، زندگی این کودکان آنچنان تحت تاثیر قرار گرفته است که برنامه های رژیم غذایی بهداشت، آموزش و دیگر برنامه های حمایت اجتماعی رو به افول گذاشته است. یکی از تأثیرات وخامت اوضاع اقتصادی کودکان افزایش تعداد کودکان خیابان گرد بوده است که یا در خیابانها گدایی می کنند یا شیشه ماشین ها را تمیز می کنند و یا در کارگاه های کوچک کارگری می کنند. بیشتر این کودکان تحسین را رها کرده اند و معمولا بزرگسالان آنان را به استثمار کشیده اند. بیشتر این کودکان خیابانی پسرند و دختران معمولاً برای کارهای خانگی استخدام می شوند و مجبورند ساعتهای طولانی به خانهداری و نگهداری از کودکان بپردازند. همچنین میزان بهرهکشی جنسی از نوجوانان رشد بالایی داشته است و بیشتر دختران و پسران نوجوان به بیماری های جنسی از جمله ایدز مبتلا هستند. برآورد شده است 20 درصد کودکان مبتلا به ایدز در کنیا در ردی سنی 5 تا 14 سال قرار دارند و این رشد مستقیما با افزایش استثمار جنسی کودکان ارتباط دارد. این آمار از این نیز تاریکتر به نظر می رسد وقتی در نظر بگیریم 89 درصد کل جمعیت کنیا به HIV مبتلایند و این میزان همچنان روبه رشد است. برزیل مشکل کودکان خیابانی در برزیل باید با در نظر گرفتن بحران اقتصادی در این کشور بررسی شود. این کشور در سالهای 1960 تا 1980 رشد اقتصادی سریعی را تجربه کرد و نرخ رشد ده درصدی در طول این دوره به ایجاد تغییرات بسیار عمیق و متنوع انجامید اما در دهه 1980 شاهد یک دوره ی رکود شدید بود که تولید ناخالص ملی تا نرخ 6 درصد سقوط کرد و متوسط کمترین دستمزد 33 درصد کاهش داشت در این زمان اقتصاد برزیل شاهد رشد 50 درصدی در هر ماه بود. تمام این تغییرات رشد سریع جمعیت را نیز به همراه داشته است. بدین ترتیب که در طول دهه 1980 تا 1990 جمعیت برزیل از 119 میلیون به 144 میلیون افزایش پیدا کرد که حدود 40 درصد این جمعیت زیر 17 سال بودند. از این رو جای تعجب نیست که همه این عوامل دست به دست هم دادند تا شرایط را برای فقرا و به ویژه کودکان سختتر کنند. کورسا در کتاب خود از وضعیت دردناک و اسفناک کودکان برزیلی سخن میگوید. کودکانی که به دلیل عمدگی فقر و بیخانمانی به قتل و اعدام محکوم شده اند. او به مطالعه ریزینی و همکارانش اشاره کرده و گفته است 457 کودک در خیابان‌های رو، ساوپولو و رسیف در طول یک دوره شش ماهه در سال 1989 به قتل رسیدند یا اعدام شدند. بیشتر قربانیان داخل پرانتز 33 نفر از 39 نفر پسر و 15 تا 17 ساله بودند که فقط 11 نفر آنها سابقه جرم داشتند و 13 نفر از آنها مظنون به قاچاق مواد مخدر بودند. بیشتر این قربانیان با والدینشان زندگی می کردند و در نهایت اینکه هیچ یک از آنها سلاح حمل نمی کردند. هشت در سال 1998 در مطالعه ای که در شهر رسیف در شمال شرق برزیل در خصوص کودکان خیابانی انجام داده است، پیچیدگی فرهنگ های محلی و زندگی خیابانی و ارتباطش با نیروهای اقتصادی جهانی را بازگو می کند. تقریبا تمامی کودکانی که هشت به مطالعه آنها پرداخته است به مادران و خانه و محله که در آن زندگی می کرده اند عشق میورزیدهاند اما زندگی در خیابان را برای آن انتخاب کرده بودند که به آنها استقلال میداد و می توانستند از طریق گدایی و جرم های خورده پای خیابانی مانند دزدی و خشونت پولی به جیب بزنند. تقریبا تمام کودکانی که هشت به مطالعه آنها پرداخته بود دچار سرنوشت بدی شدند و بسیاری از آنان در خیابان به قتل رسیدند. با این حال هشت چنین استدلال می کند که تمرکز صرف بر این یافته ها و مشکلات ناشی از خشونت خیابانی به غفلت از نیروهای اجتماعی اقتصادی منجر می شود که فرهنگ زندگی خیابانی را به عنوان تنها راه چاره پیش روی گودکان قرار داده است. بنابر نظر هشت وجود کودکان خیابانی در مقابل خانه ی تمام ثروتمندان برزیل و بیرون تمام هتل‌های پنج ستاره که مشاوران امور توسعه در آن رفت و آمد دارند یادآور تناقضات زندگی اجتماعی معاصرند و عبارت است از ثروت انبوه عدهای کم در برابر فقر اغلب جامعه که یادآور سود سرشار از یک سو و نابود شدن فرصتها از سوی دیگر است همچنین هشت استدلال می کند که کودکان کار نشان دهنده ناکارآمدی و شکست یک سیستم پنهان تبعیض اجتماعی هستند که میکوشد فقر را از تصویر بیرون نگاه کند. کودکان خیابانی چه در خانه و چه در خیابان یادآور این واقعیت دردناک هستند که دنیایی که در آن زندگی میکنیم خطرناک است. وضعیت اصفناک کودکان کار و خیابان در برزیل و واکنش های داخلی و خارجی به این مسئله که نمایانگر خشم عمومی از این وضعیت بود، در نهایت باعث شد دولت این کشور برنامه ها، اقدامات و قوانین جدیدی را وضع کند که کارآمد نیز باشند. بسیاری از این اقدامات از سوی سازمان مدنی غیر دولتی انجام شده است. همانطور که ریزینی و همکارانش خاطر نشان کرده اند، اجرایی کردن این قوانین برای ایجاد دگرگونی معنادار در زندگی روزمره کودکان خیابانی در برزیل چالشی است که پیش روی دستندرکاران قرار دارد. سنگال درباره وضعیت کودکان در سنگال راه حل‌های بلند مدتی در این خصوص وجود دارد و همانند برزیل بیشترین روزنه های امید در این زمینه از سوی سازمان های مدنی غیر دولتی پدیدار است که در جوامع محلی ریشه دارند و می توانند زندگی کودکان را دچار تحول معناداری کنند. حمایت از این سازمانها به ویژه از سوی جوامع مالی جهانی و نیز اصلاحات دولتی میتواند به تغییرات معناداری در زندگی کودکان منتهی شود وضعیت کودکان کار در کشورهای صنعتی در بسیاری از کشورهای صنعتی بین برنامه های حمایتی همانند بیمه های بازنشستگی و پیری و دیگر انواع برنامه های تأمین اجتماعی تفاوت قابل توجهی وجود ندارد در این کشورها تغذیه اولیه خدمات بهداشتی مرخصی زایمان و هزینه های مراقبت از کودک فراهم است کوتاه سخن آن که کشورهای صنعتی در عین حال که با مشکل هزینه های روزافزون تامین اجتماعی برای سالمندان مواجه بوده اند برای کودکانی سرمایه گذاری کرده اند. این کشورها کمتر از آمریکا جهتگیری بازاری دارند و شهروندانشان بیش از شهروندان آمریکایی به پرداخت مالیات در قبال خدمات دریافتی تمایل نشان میدهند. تیموتی اسمیدینگ، لیرین واتر و گری باتلس در سال 2001 در پژوهشی نرخ فقر کودکان در آمریکا و 17 کشور صنعتی دیگر را در دوره زمانی 1990 تا 1997 مطالعه کردند. یافته های این پژوهش نشان داد در کشورهایی که میزان نابرابری در آنها بالاست مثل آمریکا و ایتالیا و کشورهایی با جغرافیایی پهناور و متنوع همچون آمریکا و استرالیا و کانادا و کشورهایی که سیستم تامین اجتماعی توسعه یافته ای ندارند نرخ فقر کودکان بالاتر است از سوی دیگر نرخ پایین فقر کودکان در کشورهایی همچون کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی دیده می شود که به لحاظ جغرافیایی کوچکترند و سیستم تأمین اجتماعی توسعه یافته و سخاوتمندانه ای دارند. همچنین در کشورهایی که حقوق بیکاری در آنها بالاست و حمایت بیشتری از مادران مجرد و مادران شاغل می شود و شهروندان از حمایت های اجتماعی اولیه بیشتری برخوردارند، نرخ فقر کودکان پایین تر است. به واقع، وضعیت کودکان فقیر در خانواده های سویسی، نروژی، دانمارکی و سوئدی در مقایسه با کودکان خانواده های فقیر آمریکایی 27 تا 57 درصد بهتر است و در دیگر کشورهای اروپای غربی مانند بلژیک و فرانسه و هلند این رقم به 20 درصد میرسد. قانون استخدام کودکان در بریتانیا بریتانیا یکی از اولین کشورهایی بود که پس از انقلاب صنعتی کودکان بیشماری در آن قربانی کار اجباری شدند و سوی کارفرمایان استثمار شدند. در عین حال این کشور یکی از نخستین کشورهایی بود که قوانینی را با هدف حمایت از کودکان کار وضع کرد. اما این قوانین ملی و محلی که آخرین آنها متعلق به سال 1930 بود خلعها و سردرگمی هایی داشت. بریتانیا با هدف پایان دادن به این سردرگمی‌ها ها در سال 1973 یعنی دقیقا در همان سالی که سازمان جهانی کار کنوانسیون حداقل سن استخدام را تصویب کرد انگلیس نیز قانون استخدام کودکان را به تصویب رساند به موجب این قانون که تلاش می ابهامات قوانین پیشین را برطرف کند ساعات کاری کودکان محدود شد و آنها نمی توانستند قبل از هفت صبح و پس از هفت عصر سر کار باشند همچنین نمی قبل از ساعت مدرسه یا در روزهای یک شنبه بیش از دو ساعت کار کنند. در این حال این قانون استخدام کودکان زیر 13 سال را ممنوع اعلام کرد و هر گونه به کارگیری کودکان زیر سیزده سال تخلف محسوب میشد و باید گزارش داده میشد با وجود سختگیری های این قانون و قوانین مشابه در بسیاری دیگر از کشورها آنچه در عمل اتفاق می افتد نقض آشکار قانون و به کارگیری و استثمار کودکان در سنین پایین است برای مثال در بریتانیا کودکان کارهایی از قبیل توزیع شیر یا روزنامه و فروشندگی و خدمتکاری در منازل را انجام می دهند. پسران بیشتر در کارهای توزیعی و دختران در کارهای فروشندگی و خدمتکاری مشغولند. بیشتر این کارها به صورت غیرقانونی انجام می شوند. برخی اوقات نیز یا نوع کار غیرقانونی است یا ساعت کاری بیش از حد مشخص شده در قانون 1973. البته در بیشتر اوقات شرایط کاری کودکان به طور واقعی ثبت و گزارش نمی شود و آنگونه که در قانون تعیین شده است با آنها رفتار نمی شود. یافته های مطالعات پونت و سرلی در سال 1991 نشان داد. چیزی حدود 72 درصد از کودکان کارگر خارج از شرایط قانونی و لازم قرار دارند و این رقم در مطالعات والت در سال 1994 به 92 درصد افزایش یافت و نشان داد که کودکان در قبال کاری که انجام میدادند دادند حقوق ناچیزی دریافت میکردند. پوند و سرلی دریافتند برخی کارها نیز نگرانی هایی در زمینه امنیت، بهداشت و سلامت کودکان به همراه داشت. برای مثال، کودکانی که در کار توزیع شیر بودند، موظف بودند هر روز ساعت چهار صبح کار خود را آغاز کنند و سپس به مدرسه بروند و از آنجا که بیشتر این کارها به صورت غیرقانونی انجام می امکان شناسایی این کودکان و بازرسی و اصلاحات جدی از دولت سلب می شد. و این مسئله باعث می گردید کودکان کارگر قانونی حتی نسبت به کارگران بزرگسال قانونی وضعیت وخیمتری داشته باشند زیرا برای مثال قانون میزان حمل باری را که یک کارگر پستچی بزرگسال باید حمل کند معین و محدود می سازد. اما درباره کودکان هرگز چنین قوانین و محدودیت هایی وجود ندارد و مشاهده شده است که برخی اوقات دختران یا پسران روزنامه فروش دورگرد بارهایی به مراتب سنگینتر از میزان مشخص شده برای یک کارگر پوزجی بزرگسال را حمل می کردند. جدول شماره یک برآورد منطقی فعالیت اقتصادی کودکان 5 تا 14 ساله در سال 2000 را نشان می دهد. منطقه کشورهای توسعه یافته تعداد کودکان کار پنج ممیز دو میلیون میزان شیوع نرخ کار کودکان دو. منطقه اقتصادهای در حال گذار تعداد کودکان کار چهار ممیز دو میلیون میزان شیوع نرخ کار کودکان چهار. منطقه آسیا و اقیانوسیه تعداد کودکان کار سه ممیز صد و بیستا هفت میلیون میزان شیوع نرخ کار کودکان 19. منطقه آمریکای لاتین و کارائیب تعداد کودکان کار چهار ممیز 17 میلیون میزان شیوع نرخ کار کودکان 16 منطقه صحرای جنوبی آفریقا تعداد کودکان کار صفر ممیز 48 میلیون میزان شیوع نرخ کار کودکان 29 منطقه خاور میانه و آفریقای شمالی تعداد کودکان کار چهار ممیز 13 میلیون میزان شیوع نرخ کار کودکان 15 منطقه کل جهان تعداد کودکان کار 211 میلیون میزان شیوع انرخ کار کودکان 18 شرایط کاری کودک در کشورهای نیمکره جنوبی تنها راهی که یک خانواده فقیر شهری بتواند امرار معاش کند و به زندگی ادامه دهد این است که تا آنجا که میتوانند تعداد بیشتری از اعضای خانواده را به بازار کار وارد کنند در شرایطی که هیچ گونه پرداخت رفاهی دولتی وجود ندارد و درآمدهای ناچیز، ناپایدار و کارهای فردی بیش از حد به چشم می‌خورد، کار کودکان یک ضرورت است. این ضرورت به ویژه زمانی جلوهی خاص پیدا می‌کند که سرپرست خانواده بیکار باشد. در بمبایی فقط یک دوم یا یک سوم حقوق بزرگ سالان به کودکان پرداخت میشد با وجود این در بیش از نصف خانواده ها کودکان درآمد خانواده را تا سقف یک چهارم افزایش می دادند و فقط در حدود بیش از یک سوم این موارد درآمدهای کودکان باعث افزایش پنجاه درصدی خانواده میشد. از طرف دیگر، این احتمال نیز وجود دارد که بخش عظیمی از کودکان کارگر تحت بررسی و حفاظت دقیق قرار نگیرند. بیشتر کودکان کارگر در بخش های و حومه ها به دور از قوانین و بازرسی های رسمی و اغلب به همراه دیگر اعضای خانواده خود به کار مشغولند. برخی دیگر نیز در شرایط از قبل طراحی شده ای از طرف کارفرمایان به سر میبرند که تماس آنها با دنیای بیرون را به حداقل ممکن میرساند. مانند کودکان کارگر تایلندی که واقعا در وضعیتی شبیه زندانیان قرار دارند و نامه هایی که برای خانواده خود میفرستند نیز با سانسور شدید مواجه می شود. این کودکان اغلب در مغازه کوچک به کار گرفته می شوند و کارهایی کم اهمیت و پیش با افتاده را انجام می دهند. و بدین ترتیب کارفرمایان آنها دانسته یا ندانسته می این نکته را منکر شوند که کودکان را به کارهای سخت بدنی واداشتند. بیشتر کارفرمایان به سبب منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی که آیدشان می شود تا حدودی از کنترل ها و بازرسی های قانونی شانه خالی میکنند. بعضی اوقات به کارمندان رشوه داده می شود تا چشم خود را بر اعمال بدنی غیرقانونی که ممکن است سوداوری زیادی داشته باشد ببندند. اگرچه این مورد درباره برخی صنایع از قبیل قالیبافی در هندوستان یا دباغی پوست در مصر نیز صادق است حقوق ناچیزی که کارگران کودک دریافت می باقیماندن آنان در بازارهای رقابتی جهانی را تضمین می کند. در عین حال والدین نیز ممکن است فعالانه از دادن اطلاعات درست درباره وضعیت کاری کودکان خود به بازرسان دولتی امتنا ورزند آمریکا و اروپا در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 زمانی که کنترل های شدید و شدیدتری از طرف دولت اعمال میشد نیز دارای وضعیت این چنینی بود خانواده های فقیر دنیای کنونی معتقدند باید ضرری را که کار بدنی ممکن است برای یک کودک داشته باشد با زنده ماندن کل اعضای خانواده به طور کلی مقایسه کرد دلایل کار کودک اگرچه تقریبا تمام مطالعات انجام شده در حوزه یک کار کودک فقر را عامل اصلی دلایل کار کودک معرفی کرده اند، اما به نظر می رسد این مشکل اجتماعی در جوامع مرفه نیز داخل پرانتز هرچقدر هم کم و ناچیز وجود دارد. دلایل کار کودک از دو جنبی عرضه و تقاضا قابل بررسی است. در بخش عرضه تمام مطالعات و پژوهش‌های انجام شده فقر را عامل اصلی می‌دانند. در بین عوامل مربوط به تقاضای کار کودک نیز خانواده های کودکان کار مهمترین نقش را داخل پرانتز به ویژه در جوامع روستایی ایفا می کنند. آیلو در سال 2007 در طی یک بررسی به عوامل عرضه و تقاضای کار کودک اینگونه اشاره می کند. عوامل مربوط به عرضه عبارتند از فقر، وضعیت معیشتی در خانواده، هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، نظریه خطر سیل، زلزله، بیماری، بیکاری، جنگ و نقطه چین، وام و بدهی خانواده، توزیع نادرست درآمد و نابرابری. عوامل مربوط به تقاضا عبارتند از فرضیه انگشتان فرز و چابک به ویژه در بکار گرفتن کودکان در معادن طلا و الماس، ساختار بازار کار، سود کارفرمایان و دستمزدهای کمتر. از دیدگاهی جامعتر دلایل کار کودک به سه دسته کلی زیر تقسیم می‌شوند که آیلو در مقاله ای با عنوان آینده ای بدون کار کودک به آنها اشاره کرده است. یک دلایل بیواسطه کمبود یا نداشتن پول یا غذا، افزایش قیمت کالاهای های اساسی، مقروز بودن خانواده ها، شکهای خانوادگی همچون مرگ یا بیماری سرپرست خانواده، کمبود برداشت محصول، نبود مدرسه یا وجود مدارسی با سطح کیفی پایین و ضعیف یا مواد درسی نامربوط، تقاضا برای کارگر ارزان در کارگاه های کوچک غیر رسمی، عدم توازن کسب و کار و درآمد مزرعی خانوادگی با هزینه نیروی کار. دو، دلایل نهفته. از هم پاشیدگی خانواده های گسترده و سیستم های حمایت اجتماعی غیررسمی، والدین تحصیل نکرده بی سواد یا کم سواد، نرخ باروری بالا، انتظارات فرهنگی از کودکان درباره کار و آموزش، دیدگاه های بر اساس جنسیت، طبقه، قومیت، ملیت، مذهب، نژاد، طرز تلقی از فقر، آرزو برای مصرف کالا و استانداردهای زندگی بهتر، احساس فشار کودکان از سوی خانواده هایشان و افراد فقیر از سوی ثروتمندان. س. دلایل ساختاری کاهش درآمد ملی، نابرابری بین ملیت ها و مناطق مختلف و وضعیت نامطلوب تجارت کسب و کار شوک اجتماعی مانند جنگ، بحرانهای مالی و اقتصادی، مهاجرت و ایدز، تعهدات سیاسی یا مالی ناکافی برای آموزش خدمات اساسی و حمایت اجتماعی، حکمرانی بد و ضعیف، محرومیت اجتماعی گروه های و کمبود قانونمندی یا عدم تقویت موثر آن. برخلاف آنچه اغلب به نظر می رسد، کار کودک فقط مشکل کشورهای در حال توسعه نیست. کودکان کار در تمام مناطق جهان یافت می شوند. با این همه گزارش های آیلو و مطالعات محققان نشان داده است که هرچه سطح توسعه یافتگی بالاتر باشد کار کودکان کمتر است. در بخش های بعدی به طور مفصل چرایی کار کودکان و عوامل و دلایل تداوم بخشی آن بررسی خواهد شد. کار کودکان در ایران دسترسی به آمار دقیق تعداد کودکان کار در ایران بسیار مشکل است. با مراجعه به پایگاه و انتشارات مرکز آمار ایران و نیز رجوع به پجوهش های انجام شده درباره یک کار کودک در ایران می توان به اعداد و ارقامی تقریبی دست یافت. در سرشماری سال 1365 از مجموع جمعیت کل کشور تعداد 11 نفر کودکان بین 6 تا 14 سال بودند. از این تعداد 315 کودک شاغل بودند. اما در سرشماری سال 1375 کل جمعیت کشور 55 میلیون و 837163 نفر بود که از این تعداد تقریبا 400 هزار کودک 6 تا 14 ساله کار می کردند. در مجله جهانی کار از انتشارات آیلو عنوان شده است که در سال 1996 در ایران چهار ممیز هفتاد یک درصد از جمعیت فعال اقتصادی را کودکان داخل پرانتز ده تا چهارده سال تشکیل می دادند. البته آیلو در این آمار کودکان کار داخل پرانتز پنج تا نه ساله را در نظر نگرفته است. در سرشماری سال 1385 نیز که اطلاعات آن در سال نامه آماری همان سال آمده است، 185268 کودک، داخل پرانتز، ده تا چهارده ساله به کار مشغول بودند و هفتاد و پنج هزار و هفتاد و یک نفر نیز در این گروه سنی جویای کار بودند. وامقی و یزدانی نیز با بررسی سه دور سرشماری های عموم و نفوس مسکن تعداد کودکان فعال را به شرح زیر نامی برد. جدور صفحه 62 جدول شماره دو درصد نسبت جنسی، سنی و شهری و روستایی کودکان فعال در طی سالهای 1375 تا 1390. کار کودکان در بخش کشاورزی و دامداری در ایران نیز شایع بوده است اما برعکس غرب در قرن چهاردهم قمری فرایند صنعتی شدن در ایران رخ نداد تا کودکان وارد کارگاه های صنعتی شوند و این فرایند در صدی بعد یعنی در اوایل دوره رضاشاه اتفاق افتاد از آنجا که اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی ادغام شده و تقسیم کار جدیدی به وجود آمده بود متناسب با این تقسیم کار کودکان در ایران بیشتر در کارهایی مشغول می شدند که نصیب ایران شده بود یکی از این کارها اشتغال در کارگاه های قالیبافی به عنوان شکل جدیدی از کار کودکان بود کار در این کارگاه ها بسیار سخت و دشوار بود و شرایط محیطی کارگاه ها بسیار نامناسب بود برخلاف اینکه صنعت قالی بافی در ایران رونق قابل توجهی داشت، بافندگان قالی در فقر مطلق به سر می درباره شرایط کار کودکان بافنده چنین نقل شده است. بافندگان فلک زده معمولا در فضایی بسته و نامساعد کار می کنند. محل کارشان در تابستان بسته است برای اینکه گرمای زیادی به داخل نیاید در زمستان هم بسته است که محل کار گرما از دست ندهد و همین دلیل است که ظاهر بافندگان بیمارگونه است البته این ظاهر بیمارگونه دلیل دیگری هم دارد و آن کار کردن برای ساعات طولانی و برای شش روز در هفته است با شروع دوره پهلوی و استقرار برخی از صنایع جدید در چند استان کشور استفاده از کار کودکان تا حدودی در بخش صنعت رواج پیدا کرد شواهد تاریخی نشان می‌دهد در دهه 1300 شمسی ساعت‌های طولانی کار مزد کم و استثمار زنان و کودکان رواج داشته است و ناظران شرایط کار را به بردگی تشبیه کردهاند. مبارزه با کار کودکان در طی همین فرایند آغاز شد و کشور انگلستان در این مبارزه پیشرو بود در ایران تصویب اولین قانون مربوط به کار کودکان به سال 1302 شمسی باز می گردد. این قانون از سوی والی ایالات کرمان و بلوچستان برای حمایت از کودکان و نوجوانان شاغل در کارگاه های قالیبافی کرمان وضع شد بر اساس این قانون کار پسران کمتر از هشت سال و دختران کمتر از ده سال در کارگاه ها ممنوع شد. در سال 1325 قانونی تصویب شد که در ماده 18 آن به کار گرفتن کودکان کمتر از 12 سال غیر مجاز اعلام شد مگر در موارد کارآموزی آن هم کمتر از 6 ساعت همچنین در ماده 19 آن کار در شب برای کودکان کمتر از 16 سال ممنوع اعلام شده بود جز در مواردی که با والدین خود کار می کردند. در قانون کار سال 1328 نیز ممنوعیت کار کودکان کمتر از 12 سال مگر در موارد کارآموزی وجود داشت. در قانون کار سال 1337 حداقل سن اشتغال کودکان 12 سال در نظر گرفته شد و به کار گماردن کودکان کمتر از 12 سال حتی به عنوان کارآموزی ممنوع شد. همچنین کار در شب بین ساعت 22 تا 6 صبح برای زنان و کارگران کمتر از 18 سال داخل پرانتز جز در مورد زنان پرستار بیمارستان ها و مشاغل دیگر که وزارت کار تعیین می کرد، ممنوع شد. ایران همچنین در سال 1372 با امضای پیمان نامی جهانی حقوق کودک متحد شد مواد این معاهده بین را اجرا کند که یکی از بخشهای آن مبارزه با هر نوع بهره کشی و کار اجباری کودکان است. همچنین در سال 1380 با پیوستن به کنوانسیون جهانی محو فوری بدترین اشکال کار کودک در زمره کشورهای کشورهایی قرار گرفت که خود را به اقدامات فوری برای محو بدترین اشکال کار کودکان ملزم کرده بودند. کار کودکان در قوانین ایران در قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز درباره به کارگیری کودکان و نوجوانان حدودی تعیین شده است. در فصل سوم این قانون و بر اساس ماده 80 به کار گرفتن و استخدام هر فرد زیر 15 سال ممنوع است. در کنوانسیون جهانی حقوق کودک هر فرد زیر 18 سال کودک محسوب می شود. اما با توجه به اینکه ایران با شروطی این کنوانسیون را امضا کرده است، حدود سن کودکی بر اساس قوانین شرع مشخص می گردد و بر پایه آن کودک به فردی گفته می شود که به سن بلوغ نرسیده است. در تبصره یک ماده 1210 سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری تعیین شده است. قوانین کار مربوط به کودکان نیز بر اساس حدود سن کودکی در قانون مدنی ایران مشخص شده است و بر پایه یه ماده 80 قانون کار هیچ کارفرمایی نمیتواند افراد زیر 15 سال را استخدام کند و هر کارفرمایی که از این قانون تخطی کند به پرداخت جریمه 200 تا 500 برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر محکوم خواهد شد اما اگر کارگری زیر 15 سال باشد به صورت عملی نمیتواند دعوای خود با کارفرما را در مراجع قانونی ثبت کند و عملا امکان شکایت برای او وجود ندارد زیرا به کارگیری کودکان زیر 15 سال ممنوع است البته درباره به افراد 15 تا 18 سال نیز شرایط خاصی وجود دارد بر پایه ماده 81 قانون کار کارگر نوجوان در بد به استخدام باید آزمایش پزشکی بدهد و این آزمایش ها باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک آن در پرونده شخص ثبت گردد همچنین پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد در ماده 82 قانون کار نیز ساعات کار روزانه کارگر نوجوان نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است بر اساس ماده 83 قانون کار، ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام دادن کار در شب و نیز کارهای سخت، زیانآور، خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است. و در نهایت اینکه بر اساس ماده 84 در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیتشان یا شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن 18 سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی است. برخی از این مشاغل عبارتند از کار در معادن، کار در مخازن سربسته، کار در کارگاه‌های دباغی و رود پاک کنی، کار در گندابرودها، کار در بخش جمعآوری و حمل و دفن زباله شهری، سمپاشی باغات و اشجار و مزاره و ضد عفونی اماکن و طویله ها و آشیانه های مرغداری، غواسی، کار در ارتفاع بیش از پنج متر از سطح زمین روی دکل و اتاقک های متحرک و داربست و اسکلت ها، کارهای ساختمانی، ریختگری فلزات، شیشگری، حمل و جابجایی مواد مذاب از گوره های فعال، کار در مجاورت کوره های پختچینی و سفال، کار در دامداری های صنعتی و کشدارگاه ها، کار در غسالخانه و دفن اموات، کار در کوره پسخانه ها و کار در نانوایی ها. با وجود اینکه قوانین ایران استخدام افراد زیر پانزده سال را ممنوع اعلام کرده و به کارگیری نوجوانان پانزده تا هجده سال نیز به صورت مشروط پذیرفته شده است، همچنان دیده می شود که کودکان بسیاری در رده های سنی مختلف در بخش های متعدد از کشاورزی و مزارع گرفته تا کارگاه های تولیدی به کار گرفته می شوند. دلیل مهم و عمده استفاده از کودکان در مشاغل مختلف عدم نظارت جدی بر شرایط کودکان و محیط های کار آنان است. به گونه ای که کارفرمایان به و بدون ترس از قوانین می توانند کودکان را به کار بگیرند و خانواده ها نیز فرزندان خود را زود هنگام به چرخه کار میفرستند. در صورتی که این کودکان از سوی کارفرما آزار و استثمار شوند یا کارفرمایان حقوق آنها را پرداخت نکنند تصور می کنند امکان شکایت و پیگیری قانونی را ندارند زیرا کار را در سنی زیر سن قانونی شروع کرده اند و کارشان قانونی نیست این وضعیت درباره کودکان اتباع و مهاجر که بدون مجوزهای قانونی در کشور کار میکنند نیز وجود دارد و آنها هم به سبب نداشتن مدارک قانونی در صورتی که در کار با مشکلی مواجه شوند نیمی توانند به مراجع قانونی مراجعه کنند بیمه تامین اجتماعی کارگران نوجوان بر پایه قانون تامین اجتماعی صرف برقراری ارتباط کاری میان کارگر و کارفرما کارفرمایان را به بیمه کردن کارگران ملزم می کند. بنابراین کارگران نوجوان باید از بدو استخدام تحت پوشش بیمه تمین اجتماعی قرار بگیرند و تخلف کارفرمایان در این زمینه مجازات قانونی را در پی خواهد داشت. با این حال نکته ای که طرح آن لازم و ضروری به نظر می وضعیت بیمه تأمین اجتماعی افراد کمتر از 15 سالی است که به صورت غیرقانونی به کار گمارده شده اند. تصور برخی این است که چنین افرادی به دلیل منتفی بودن اطلاق عنوان کارگر به آنها و مجازاتی که استخدام آنها مطابق ماده 79 قانون کار برای کارفرما در پی دارد، نمیتوانند از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند. این تصور ظاهرا بر مستندات قانونی مبتنی است. قانون تامین اجتماعی در اوایل دهه 1350 شمسی تصویب شد و در سال 1369 قانون کار به تصویب مجمع تشخیص مسلحت نظام رسید. بنابراین به نظر می رسد که قانون جدید باید قانون قبلی را تخصیص بزند و محدود کند. اما در رویه اجرایی چنین روی کردی وجود ندارد. سازمان تأمین اجتماعی کارفرمایان را موظف کرده است تا کارگران خود را بیمه کنند ولو اینکه سن کارگران کمتر از 15 سال باشد بدیهی است که چنین کارگرانی به استثنای برخی تسهیلات مانند مستمری و خدمات دوران بیکاری پیش از 15 سالگی میتوانند از مزایای سابقه بیمه خود و هر نوع تسهیلاتی که قانونگذار برای کارگران در نظر گرفته است استفاده کنند برای نمونه اگر کارگر نوجوانی پیش از 15 سالگی بیمه شده باشد می تواند با بهره بردن از سابقه بیمه خود پس از رسیدن به سن قانونی از مزایای بازنشستگی استفاده کند یا قادر است پس از رسیدن به سن قانونی این سابقه را برای استفاده بیشتر از مزایای بیمه بیکاری ارائه دهد بنابراین کارفرمایان باید به این نکته توجه کنند که صرف غیرقانونی بودن کار کودکان کمتر از 15 سال آنها را از حق برخورداری از بیمه تامین اجتماعی محروم نمی کند. رد پای استثمار در جهان کودکی گردآورنده و سرپرست پژوهش کامیل احمدی راوی نسیم تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف, آوای بوف فصل دوم مفاهیم و ادبیات نظری و تجربی پژوهش چارچوب و ادبیات نظری پژوهش در بسیاری از صنایع در جهان در حال توسعه غالبا کار کودک ریشه در رویه های پیچیده تاریخی و معیشتی دارد که خود به موضوع های گسترده تر فقر و جامعه وابسته است. سازمان بین المللی کار با تدوین برنامه بین المللی ریشه کنی و حذف کار کودک به مبارزه ای جهانی و پیگیر با تمامی اشکال پدیده یک کار کودک اقدام کرده است. این برنامه موفق شده است. نزدیک به یکصد کشور جهان را جذب کند و تا دسامبر سال 2001 ارزش کل طرحها و پروژه های آن بالغ بر 200 میلیون دلار بوده است. حتی این سازمان در اقدامی نمادین سال 2015 و سال 2021 را سال اتحاد برای ریشهکنی کار کودکان نامید و با اعلام اینکه نزدیک به 168 میلیون نفر از کودکان جهان به جای تحصیل و آموزش به کار مشغولند، کارهایی که کودکان انجام میدهند را خلاف رشد و تعالی کودکان دانسته است و وضعیت کارت قرمز را در این مورد اعلام کرده است. اجلاس عمومی سازمان بین المللی کار در تاریخ اول جوان 1999 میلادی فصل دوم مفاهیم و ادبیات نظری و تجربی پژوهش چارچوب و ادبیات نظری پژوهش در بسیاری از صنایع در جهان در حال توسعه غالبا کار کودک ریشه در رویه های پیچیده تاریخی و معیشتی دارد که خود به موضوع های گسترده تر فقر و جامعه وابسته است. سازمان بین المللی کار با تدوین برنامه بین المللی ریشه کنی و حذف کار کودک به مبارزه ای جهانی و پیگیر با تمامی اشکال پدیده کار کودک اقدام کرده است. این برنامه موفق شده است نزدیک به یکصد کشور جهان را جذب کند و تا دسامبر سال 2001 ارزش کل طرحها و پروژه های آن بالغ بر 200 میلیون دلار بوده است. حتی این سازمان در اقدامی نمادین سال 2015 و سال 2021 را سال اتحاد برای ریشهکنی کار کودکان نامید و با اعلام اینکه نزدیک به 168 میلیون نفر از کودکان جهان به جای تحصیل و آموزش به کار مشغولند کارهایی که کودکان انجام می دهند را خلاف رشد و تعالی کودکان دانسته است و وضعیت کارت قرمز را در این مورد اعلام کرده است. اجلاس عمومی سازمان بین المللی کار در تاریخ اول جوان 1999 میلادی در ژنو برگزار شد. در این کنوانسیون منع ای بدترین اشکال کار کودک مد نظر بود. بدترین اشکال کار کودک پدیده ای از کار کودکان است که صورتهای مختلفی دارد. ماده سه کنوانسیون 182 سازمان بین المللی کار بدترین اشکال کار کودکان را تعیین کرده است که شامل موارد زیل می شود. الف کلیه اشکال بردگی یا شیوه های مشابه بردگی از قبیل فروش و قاچاق کودکان، بندگی به علت بدهی و رعیتی و کار یا زور اجباری از جمله استخدام به زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه ب. استفاده، فراهم کردن یا ارزی کودک برای روز بیگری. تولید زشتنگاری داخل پرانتز پرنگرافی یا اجراهای زشتنگارانه پ. استفاده، فراهم کردن یا عرضی کودک برای فعالیت های غیرقانونی به ویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه ای که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند. ت. کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می شود احتمال دارد برای سلامتی، ایمنی یا اخلاقیات کودکان ضرر داشته باشد. اشکال گوناگونی از کار کودک در بخش های مختلف صنعتی، خانگی، خدماتی و کشاورزی وجود دارد و در دهه های گذشته نیز کار در بخش بازار کار غیررسمی یا اقتصاد غیررسمی گسترش چشمگیری داشته است. کودکان در کارگاه های مختلف خدماتی و تولیدی و صنعتی کار می کنند. و هر کدام از این کارها شرایط خاص و منحصر به فردی دارد و به طبع آن کودکان نیز در شرایط متفاوت کاری قرار دارند. هدف این پژوهش شناختن و پرداختن و اشکال گوناگون کار کودک در تهران است. همچنین بر اساس توافق کنوانسیون عمومی سازمان بین المللی کار که من بدترین اشکال کار کودک جزو مفاد آن است، این پژوهش در صدد شناسایی اشکال بد کار کودک نیز هست. در این بخش در ابتدا به تعریف مفاهیم نظری این پژوهش پرداخته می شود. در ادامه پیشینه ی تجربی و نظری پژوهش مطالعه و بررسی می شود. سپس با استفاده از نظریه های موجود چارچوب نظری و مدل نظری پژوهش نیز ارائه خواهد شد. همچنین در پایان نیز برخی اشکال کار کودکان در تهران و محیطهایی که کودکان در آنها کار می کنند معرفی می شود. تقسیم بندی کار کودک راجرز و استندینگ مقوله یک کار را بخشی از حوزه گسترده فعالیت های کودکان به شمار می آورند. آنها درباره فعالیت های کودک ده بخش را معرفی می کنند. کار خانگی، کار غیرخانگی، کار بدون مزد، کار گروهی یا دستهای، کار مزدوری، فعالیت های اقتصادی هاشیه تعلیم و تربیت، تنپروری و بیکاری، تفریح و فراغت و فعالیت های تولیدی و بازتولیدی. درست است که این حوزه های فعالیت برای کودکان گسترده به نظر می رسد. و بنابراین می تواند دامنی وسیعی از فعالیت‌ها های کودکان را شامل شود، اما تمامی این مقوله ها کاملا غیر رسمی و دل بخواهیند. علاوه بر این، هیچ کدام از اینها متقابلا انحصاری نیستند. از طرف دیگر، یونیسف شاید بیش از حد محدود و نسبتا تقلیلگرایانه در این زمینه عمل می کند. و در این حوزه برای کودکان فقط سه بخش عمده را در نظر می گیرد. یک کار بدون مزد در داخل خانواده این بخش خود به زیر بخش های کار خانگی، کارهای کشاورزی و شبانی از قبیل کشت و درو و گله داری و هنرهای دستی یا صنایع مربوط به کلب سازی از قبیل نجاری یا چرم سازی و چرم بافی تقسیم می شود. دو، کار درون خانواده اما بیرون از منزل کار در این بخش شامل کارهای شبانی یا کشاورزی که ممکن است تمام وقت فصلی یا مهاجرتی باشد خدمات خانگی زمانی که یک کودک در مناسبات خانوادگی یک خانواده دیگر جایی برای خود پیدا می کند اما باید کارهای خانداری نیز انجام دهد کار تولیدی و کار استخدامی یا شخصی در اقتصاد غیر رسمی می شود. 3. کار بیرون از خانواده این بخش ممکن است استخدام شدن و به کار گرفته شدن از سوی دیگران را شامل شود همچون کارهای نوکری و کارهای اجباری که به منظور استهلاک قرض صورت میگیرند شاگردی کردن بازرگانی حرفهای تجارت کارهای غیرحرفهای صنعتی و مشابه آن در معادن و غیره و کار خانگی این بخش همچنین ممکن است گدایی یا تن دادن به ارتکاب اعمال جنسی اخلاقی و مستحجن را نیز شامل شود. در این گروه همچنین ممکن است کودکان در بخش های غیر رسمی و در کارهای متنوع گسترده ای از قبیل واکس زدن و شستشوی ماشین ها به طور شخصی مشغول باشند. همانطور که بلا فاصله از ظاهر این تقسیم بندی می توان فهمید ملاک تقسیم بندی کار در این طبقه بندی یعنی انجام کار درون یا بیرون خانواده دیدگاهی است که بسیار منازعه برانگیز است و همانطور که وایت در سال 1995 به آن اشاره کرده است به هیچ وجه معلوم نیست که در تمام حالاتی که کودکان با خانواده یا برای خانواده کار می کنند در معرض خطرهای کمتری قرار داشته باشند. افرادی که تلاش می کنند وضعیت و موقعیت کودکان شاغل در یک مکان فرضی را بفهمند باید با عوامل متنوع بسیاری دست و پنجه نرم کنند آیا کار در یک منطقه شهری یا در روستا انجام می شود؟ آیا کار همراه با دریافت حقوق است یا خیر؟ این حقوق به صورت نقدی پرداخت می شود یا غیر نقدی؟ و پرسش های دیگر جیمز تقسیم بندی دیگری درباره کار کودکان ارائه می دهد که شامل موارد زیل است. یک کار خانگی از قبیل تمیز کردن خانه، تهیه غذا و مراقبت از خواهران و برادران کوچکتر. دو کار برای امرار معاش در مزارع یا مغازه ها که از این را کالاهایی به دست می آورند که می توان آنها را در بازار با کالاهای دیگر مبادله کرد. سه کار به عنوان شاگرد که کودک را ملزم می دارد به هنگام یادگیری یک هنر در خانه ای یا مکانی دیگر دیگران کار کند. چهار به عنوان برده یا نیروی کار پیمانی که به دیگران فروخته می شوند و برای منافع آنها کار می کنند. پنج به عنوان گداهایی که برای خودشان یا به عنوان بخشی از یک گروه خواه خانواده خواه گروه یا باند در خیابانها کار می کنند. شش به عنوان کارگرانی که در مزاره کارخانه ها یا مغازه ها کار می کنند و حقوق می گیرند. سازمان جهانی کار برآورد کرده است که حدود 250 میلیون کودک کار در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. نسبت ارائه شده برای کودکانی که در کار خانگی فعالیت دارند مشخص نیست اما قطعا تعدادشان زیاد است. بر اساس شواهد سازمان بین المللی کار، کودکان دختر زیر 16 سال بیش از هر گروه دیگری در این بخش فعالیت دارند. با توجه به ماهیت پنهان کارهای خانگی، داشتن آماری قابل اعتماد از تعداد کودکانی که در کار خانگی هستند دشوار است. آمارهای برگرفته از پژوهشهای های موجود فقط نوک این کوه یخ را نشان می دهند که آن نیز نشان دهنده نگرانی هایی درباره این پدیده در بسیاری از کشورهای جهان است. منع بدترین اشکال کار کودک سازمان جهانی کار در سال 1999 در 87 مین اجلاس جهانی خود کنوانسیون حذف فوری بدترین اشکال کار کودکان را تصویب کرد این قانون که پس از مصوبه سال 1973 مبنی بر تعیین حداقل سن استخدام در کشورهای جهان به تصویب رسید بر آن بود که با اقدامات ملی و فراملی از استثمار کودکان جلوگیری کند و مانع بکارگیری آنها در مشاغل سخت و زیانآور شود از جمله موارد مهمی که در این کنوانسیون بر آن تأکید شد آموزش و پرورش رایگان و توجه به نیازهای اساسی کودکان و خانواده آنها به منظور جلوگیری از کار کودکان بوده است. این کنوانسیون در آبان ماه سال 1380 شامل 16 ماده توصیه نامه مقدمه و ماده واحدی منظم در مجلس ایران تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید. کنوانسیون اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک بر اساس ماده یک تا سه این کنوانسیون هر عضوی که این کنوانسیون را تصویب می کند باید اقدامات فوری و مؤثری را برای تأمین ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک به عنوان موضوعی فوری اتخاذ کند از نظر این کنوانسیون اصطلاح کودک درباره تمام اشخاص کمتر از 18 سال به کار برده می شود. از نظر این کنوانسیون اصطلاح بدترین اشکال کار کودک شامل موارد زیر است. الف کلیه اشکال بردگی یا شیوه های مشابه بردگی از قبیل فروش و قاچاق کودکان، بندگی به علت بدهی و رعیتی و کار یا زور یا اجباری از جمله استخدام به زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه ب استفاده فراهم کردن یا عرضه کودک برای روسپیگری تولید زشتنگاری داخل پرانتز پورنوگرافی یا اجراهای زشتنگارانه پ استفاده فراهم کردن یا عرضه کودک برای فعالیت های غیرقانونی به ویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به ای که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند. ت. کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می شود احتمال دارد برای سلامتی، ایمنی یا اخلاقیات کودکان ضرر داشته باشد. برنامه های اقدام کنوانسیون ممنوعیت و اقدام برای محو بدترین اشکال کار کودک برنامه های اقدام موضوع ماده شش کنوانسیون به عنوان موضوعی از این برنامه ها باید به موارد زیر معطوف باشد الف تشخیص و محکوم کردن بدترین اشکال کار کودک ب دور ساختن یا جلوگیری از اشتغال کودکان در بدترین اشکال کار کودک محافظت از آنها در مقابل اعمال تلافی جویانه و پیشبینی بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها از طریق اقداماتی که نیازهای آموزشی، جسمانی و روان شناختی آنها را در نظر می گیرد. پ. توجه خاص به کودکان کم سن و سالتر، کودکان دختر، مشکل موقعیت های کار پنهان که در آنها دختران در معرض خطر خاص قرار دارند، سایر گروه های کودکان در معرض آسیب پذیری یا نیازهای خاص، تشخیص و دستیابی و کار با جوامعی که در آنها کودکان در معرض خطر خاص قرار دارند آگاه سازی، حساس کردن و بسیج افکار عمومی و گروه های مرتبط خصوصا کودکان و خانواده هایشان. کار خطرناک برای کودکان کار خطرناک بر اساس مواد کنوانسیون کار کودک کاری است که کودکان را در معرض سوء استفاده جسمانی، روانی یا جنسی قرار می‌دهد. همچنین شامل این کارهاست: کار در زیرزمین، زیر آب، در ارتفاعات خطرناک یا در فضاهای بسته، کار با ماشین‌آلات و تجهیزات و ابزارهای خطرناک، کارهایی که در آنها بارهای سنگین با دست جا به یا حمل می‌شوند. کار در محیط ناسالم که ممکن است کودکان را مثلا در معرض مواد و عوامل یا فرایندهای خطرناک یا در معرض دما، صدا یا ارتعاش های قرار دهد که سلامت کودک را به خطر اندازد، کار تحت شرایط بسیار مشکل برای ساعات طولانی یا در خلال شب یا کار در جایی که کودک به نحو غیر متعارفی محدود به محیط کارگاه است. بر اساس آین نامه اجرایی تبصره های یک و دوی ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن فهرست کارهای مزر برای افراد زیر 18 سال به شرح زیر است. یک کار در معادن اعماز تحت الارزی یا سطح الارزی و کار در تونل ها و راهروها یا میله های معدن دو کار در مخازن سربسته سه کار در کارگاه های دباغی سالان بورسازی و رود پاک چهار کار در گندابروها بخش جمعآوری حمل و دفن زباله شهری پنج سمپاشی باغات و اشجار و مزاره و ضد افونی اماکن و طبیله ها و آشیانه های مرغداری 6. غواسی 7. کار در ارتفاع بیش از 5 متر از سطح زمین روی دکل ها، اتاقک های متحرک، داربست ها و اسکلت ها 8. کار در محیط هایی با سر و صدای بالا داخل پرانتز بیش از حد مجاز 9. کار روی خطوط و پست های انتقال برق با فشار 63 کیلو ولت و بالاتر. ده مشاغل شنپاشی، پخت آسفالت دستی، غیرپاشی و مالچپاشی. یازده کار با وسایل دارای ارتعاش بالا داخل پرانتز بیش از حد مجاز دوازده حفر قنوات و چاه و فازلاب ها و تونل های زیرزمینی سیزده کارهایی که استمرار آنها موجبات ابتلا به بیماری های حاصل از اشعه را فراهم می آورد. نظیر کار با مواد رادیواکتیو و در معرض پرتوهای یونساز. چهارده کارهای ساختمانی پانزده رانندگی و کار با وسایل نقلیه سبک و سنگین و نیز ماشین های راهسازی و کشاورزی شانزده ریختگری فلزات، شیشه‌گری، حمل و جابجایی مواد مذاب از کوره های فعال و کار در مجاورت کوره های پخت چینی و سفال. 17. کار در باراندازها، نیروگاهها، پالایشگاهها، پتروشیمیها و سایر واحدهای نفت و گاز. 18. کار در کارگاههای قالیبافی، نمدمالی، زیلوبافی، ریسندگی و بافندگی. 19. کار در کارخانه های تولید محصولات آزبست و کارخانه های تولید سیمان و محصولات سیمانی 20. کار در جنگل، جنگلبانی، قطع و حمل اشجار 21. کار در دامداری های صنعتی و کشتارگاه ها 22. کار با مواد قابل اشتعال و منفجره 23. کار در کارخانه های آسفالت سازی، سنگ شکنها. سنگبوری ها، کارهای راهسازی 24. متصدی کلورزنی و تصویه مخازن آب 25. کار در غسالخانه و دفن مرده ها 26. ملوانی و کار در موتورخانه کشتی یا کشتی سازی 27. کار در صنایع آبکاری 28. کار با دستگاه های خطرناک نظیر ماشینالات درودگری یا پرس های تزریقی، زربعی، هیدرولیکی و نظایر آن. 29. کار در کور پسخانه ها داخل پرانتز آجرپزی. سی کار با مواد پشم شیشه و تولید محصولات مربوط به آن و جابجایی و انبار کردن آنها. سی و یک. کاری نصب و تولید ایزوگام، و غیرگونی کردن بام ها و طبقات سی و دو آهنگری، جوشگاری، سنگزنی و رنگامیزی سی و سه اوراق کاری و برشکاری فلزاد و سنگ های ساختمانی سی چهار کار در بیمارستان ها و مراکز درمانی و روان درمانی سرای سالمندان و رادیولوژی ها و آزمایشگاه ها سی و پنج کار در نانوایی ها 36 کار در کارگاه ها و کارخانه هایی که به نحوی مواد شیمیایی و سموم را تولید، بسته‌بندی، فرموله یا انبار می کنند. تبصره چنانچه کارهای موضوع بندهای 18 و 20 این ماده به منظور کمک به والدین و در حدود توان کودک و در کارگاه های سنتی و خانوادگی انجام شود از شمول این ماده مستثناست. است. اشکال متفاوت کار کودکان توضیع نسبی کودکان در بین مشاغل ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد و برخی از انواع کار ممکن است غیر معمول باشد و تنها در مناطقی محدود وجود داشته باشد. با این حال، به طور کلی شرایط کار کودکان شاغل در بیشتر کشورها به طور عمده در چند محور زیر متمرکز شده اند. 1. کشاورزی در مزاره دو، کارخانه های کوچک، شرکت های کوچک، صنایع روستایی، کسب و کار خانوادگی و کار خانگی. 3. بخش خدمات از جمله سرویس های خانگی در خانوارها. 4. فعالیت های تولیدی حاشیه‌ای در بخش غیر رسمی. کنفدراسیون اتحادیه کارگری بین المللی 2008 به فهرستی از اشکال کار کودکان اشاره می کند. که شامل گسترده ترین و بدترین شکل آنهاست. البته این فهرست شامل تمام اشکال موجود کار کودکان نمی شود. این اشکال عبارتند از یک کار خانگی شکلی از کار کودکان است که بسیار شایع و گاه پذیرفتنی است. این شکل از کار یا در منزل انجام می شود یا بیرون از منزل زمانی که کار خانگی در بیرون از منزل انجام می شود، کودکان معمولا برای ساعتهای طولانی کار می کنند، شانس به مدرسه رفتنشان به حد اقل می رسد و این نوع کار آنان را از خانواده و دوستانشان جدا می کند. دو، کار کشاورزی بسیاری از کودکان در بخش کشاورزی کار می کنند. آنها معمولا در مزارع خانوادگی به همراه خانواده خود تحت عنوان یک واحد تولیدی یا برای کارفرمای دیگری کار می کنند. 3. کار در صنایع کار در بخش صنایع می تواند به صورت منظم یا اتفاقی، قانونی یا غیرقانونی و به عنوان بخشی از کار خانواده یا برای کارفرمای دیگر انجام شود. کار در این بخش معمولا شامل قالیبافی، پرداخت سنگ های قیمتی، تولید لباس، تولید مواد شیمیایی، شیشهگری، کبریت سازی و تولید طیف وسیعی از سایر محصولات است. این کارها کودکان را در معرض مواد شیمیایی قرار می دهد که ممکن است برای آنها مسمومیت، بیماری های تنفسی و پوستی، گرمازدگی، آتش سوزی و انفجار، آسیب های بینایی و شنوایی، سوختگی و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد. چهار کار در معادن در بسیاری از کشورها در بخش معدن از کار کودکان استفاده می شود. در این بخش کودکان برای ساعتهای طولانی بدون آموزش و محافظت کار می کنند. کودکان معدنچی از فشار فیزیکی، خستگی و همچنین اختلالات سیستم ازولانی و اسکلتی رنج می برند. 5. و کار اجباری این شکل از کار بیشتر در مناطق روستایی یافت می شود و با ظلم به اقلیت های قومی و مردم بومی صورت می گیرد. کودکان نیز در این شرایط معمولا قربانی می شوند و در درگیری های مسلحانه به کار گرفته می شوند. شش روز بیگری و قاچاق کودکان این نوع از کار یکی از بدترین اشکال کار کودکان است. خطرهایی که کودکان در این بخش با آن مواجهند بسیار شدید است و مجموعه گسترده ای از آسیبها، از فساد اخلاقی تا انتقال بیماری های جنسی و مرگ را در بر می گیرد. هفت کار در بخش اقتصاد غیررسمی کار در این بخش نیز مجموعه وسیعی از فعالیت مانند واکس زدن کفش، تکدیگری، کشیدن درشکه مسافربری، فروش روزنامه یا گردی را شامل می شود که برخی از این فعالیت ها از دید عموم پنهانند و برخی دیگر در معرض دید عموم قرار دارند. محیط کاری این بخش عموماً خیابان و کوی و برزن است. البته بخشی از این مشاغل نیز به صورت خانگی انجام می شود. برخی از انواع کار کودکان که با عنوان بدترین اشکال کار کودکان شناخته شده اند، باعث می شود تا کودکان به بردگی کشیده شوند، از خانواده های خود جدا گردند، در معرض انواع خطرات و بیماری های جدی قرار گیرند یا سبب حضور کودکان در خیابان های کلان شهرها به خصوص در سنین پایین می شود. این که شکل خاصی از کار با عنوان کار کودکان خوانده و شناخته شود به سن کودک، نوع کار، ساعت کاری و اهداف کشورهای مختلف بستگی دارد. در حالی که اشکال مختلفی از کار کودکان وجود دارد، اولویت با حذف بدون درنگ اشکالی از کار کودکان است که به موجب ماده 3 کنوانسیون شماره 182 سازمان بین المللی کار با عنوان بدترین شکل کار کودکان شناخته شده اند. این اشکال عبارتند از کلیه اشکال بردگی یا شیوه های مشابه بردگی از قبیل فروش و قاچاق کودکان بندگی به علت بدهی و رعیتی و کار یا زور یا اجباری از جمله استخدام به زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه استفاده فراهم کردن یا ارزه کودک برای روسبیگری تولید زشنگاری داخل پرانتز پرنگرافی یا اجراهای زشنگارانه استفاده، فراهم کردن یا عرضه کودک برای فعالیت‌های غیرقانونی، به ویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر، به گونه ای که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند. کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می شود احتمال دارد برای سلامتی، ایمنی یا اخلاقیات کودکان ضرر داشته باشد. در قسمت های بعدی نمونه های از مشاغل خطرناک کودکان و وظایف و خطرات و پیامدهای آن بر سلامت کودک بیان می شود. به طور کلی مشاغل کودکان به کارهای کشاورزی، کارهای ساختمانی، کارهای معدن و کارهای تولیدی کارگاه های کوچک تقسیم می شود. در این تقسیم بندی بیشترین زیر مجموعه به کارگاه های تولیدی و کوچک مربوط است که شامل کارگاه های نساجی، کارگاه های قالیبافی، کارگاه های تولیدی کیف و کفش و چرم، کارگاه های تولید شیشه و بلور، کارگاه های کبریت سازی، رنگ فروشی، ساخت تخت سنگ، فلسکاری، آجرسازی، دکمه سازی و صنعت سنگ است. <applause> پای استثمار در جهان کودکی گردآورنده و سرپرست پژوهش کامیل احمدی راوی نسیم تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف, بوف مفاهیم پژوهش مفاهیم این پژوهش کودک، اشکال کار کودک و کارگاه است. با ترکیب این مفاهیم به سایر مفاهیم پژوهش نیز پرداخته می شود. مفاهیمی مانند کار کودک، بدترین اشکال کار کودک، گونه های مختلف کار کودک، انواع کارگاه ها و کارگاه های زیرزمینی. از آنجا که در این پژوهش کار در کارگاه نیز مد نظر است، این مفهوم مفاهیم دیگری همچون کارفرما، شرایط کاری و غیره را به وجود می آورد و برای همین مواد قانونی قانون کار در این مورد نیز مطالعه و بررسی خواهد شد. کودکان کار کودکان کار گروهی از کودکان هستند که به کار در بیرون از خانه اشتغال دارند. این نوع فعالیت طیف وسیعی از جمله انواع کار واقعی و کاذب کارگری غیرحرفهای گدایی واکس زدن فروش کالاهای کم ارزش و غیره را شامل می شود. بنا به تعریف سازمان بین المللی کار و یونیسف، هر انسانی که کمتر از 18 سال داشته و به فعالیتی برای کسب درآمد اشتغال داشته باشد یا فعالیت او در جهت بهره کشی به سبب دین خانواده باشد کودک کار نامیده می شود. بر اساس طبق بندی نظری سازمان بین المللی کار کودکان کار شامل کودکانی می شوند که بدترین اشکال کار کودک را انجام می دهند و یا در سنینی پایین تر از حداقل سن قانونی کار به کار مشغولند. اصطلاح کودک کار برای کودکانی که کار سبک انجام می دهند به کار نمی روید. بر این اساس کار سبک شامل کارهای غیر خطرناکی می شود که از سوی کودکان دوازده تا چهارده ساله و در بازی زمانی کمتر از چهارده ساعت در طی یک هفته انجام می شود. ماده هفتاد و قانون کار در ایران از افراد زیر پانزده سال به عنوان کودک کار نام میبرد. و هرگونه گونه استثمار و بهره کشی از این کودکان را مغایر با قانون کار و قابل پیگرد حقوقی می داند. و از افراد پانزده تا 18 ساله تحت عنوان کارگر نوجوان نام می برد. به طور کلی کار کودک به کاری گفته می شود که بچه ها را از دنیای کودکی و قدر و منزلت انسانی محروم می کند. و برای رشد و تکامل ذهنی آنها مضر است بر اساس برخی از تعاریف اصطلاح کار کودکان اغلب به عنوان کارهایی تعریف می شود که کودکان را از دوران کودکی پتانسیل و شعنشان محروم می کند و برای رشد فیزیکی و روانی آنها مضر است و به کارهایی اشاره می کند که دارای ویژگی های زیر هستند به لحاظ جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی خطرناکند و برای کودکان مزر هستند. در موارد زیر مانع تحصیل کودکان می شوند. آنان را قبل از اتمام تحصیل به ترک تحصیل مجبور می کنند. یا آنان را مجبور می کنند حضور در مدرسه را با کار بیش از حد طولانی و سنگین ترکیب کنند. در همین زمینه بدترین شکل کار کودکان شامل بردگی، جدا شدن کودک از خانواده قرار گرفتن در معرض خطرات و بیماری های جدی یا رها کردن کودک در خیابان های شهرهای بزرگ می شود. این که انواع خاصی از کار را میتوان کار کودک نامید یا نه به سن کودک نوع و ساعت کار انجام شده شرایط انجام آن و اهدافی که از سوی کشورهای مختلف دنبال می شود بستگی دارد. از این رو، پاسخ به کار کودک از کشوری به کشور دیگر و همچنین در بخش های مختلف کشورها متفاوت است. یونیسف در گزارش سالانه خود با عنوان وضعیت کودکان جهان بخش ویژه‌ای به نام محافظت از کودکان دارد که در آن آمار کودکان مشغول به کار را به تفکیک سن و جنس در بیشتر کشورهای جهان کشورهایی که آمار رسمی کودکان کار آنها از سوی دولتهایشان منتشر شده است اعلام می کند. در همین گزارش ها نیز کودکان مشمول کار کودک از نظر سن و ساعات کاری به دسته های زیر تقسیم شده‌اند. کودکان پنج تا یازده ساله ای که در طی یک هفته حداقل یک ساعت فعالیت اقتصادی یا حد اکثر 28 ساعت در هفته کارخانگی انجام می دهند. کودکان 12 تا 14 ساله ای که در طی یک هفته حداقل 14 ساعت فعالیت اقتصادی داشته یا حد اکثر 42 ساعت فعالیت اقتصادی همراه با کارخانگی انجام می دهند. پیمان نامه 138 سازمان بین المللی کار در ماده ی هفته خود تاکید دارد که کار سبک باید دو ویژگی زیر را داشته باشد نخست آنکه به سلامتی و رشد کودک آسیب نرساند و دوم آنکه با حضور کودک در مدرسه و آموزش های حرفه‌ای و به طور کلی با تحصیل و توانایی های آموزشی او تداخل نداشته باشد در اصطلاح آماری کار سبک برای کودکان دوازده تا چهارده ساله کاری است که دارای ماهیت خطرناک و بیش از چهارده ساعت در هفته نباشد. آنچه در استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان بین المللی کار باید در نظر داشت، حداقل سن مجاز برای انجام کارهای سبک است که میتواند دوازده یا سیزده سال باشد اما کودکان می توانند کارهایی را انجام دهند که از سوی قانون برای گروه سنی خاصی مستثنا شده اند. برای مثال مشارکت در کارهای خانه و کار در مشاغل خانوادگی که به عنوان بخشی از آموزش کار در نظر گرفته می شود. همچنین حداقل سن استخدام یا کار از سوی قانون ملی تعیین می شود و می تواند 14، 15 یا 16 سال باشد. به همین ترتیب باید اشاره کرد که تمام کارهای خطرناک و بدترین اشکال کار کودک که از سوی سازمان بین المللی کار تعیین شده است، برای تمام کودکان در هر سنی ممنوع است. کار کار به آن دسته از فعالیت های اقتصادی اطلاق می شود که به منظور کسب درآمد اهم از نقدی یا غیر نقدی صورت پذیرد و هدف آن تولید کالا و یا خدمات باشد. کارگر بر پایه ی قانون کار، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق و سعی ام از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. کارفرما کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و حساب او در مقابل دریافت حقل سعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند نمایندگی کارفرما محسوب می شوند. و کارفرما مسئول تمامی تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر بر عهده میگیرند در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی به نماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما زامن است بازرسی کار بر اساس ماده 96 قانون کار و به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیانآور و خطرناک مدت کار مزد رفاه کارگر اشتغال زنان و کارگران نوجوان وظیفه نظارت را بر عهده دارند بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خیش حق دارند بدون اطلاع قبلی و در هر موقع از شبانه روز به مؤسسات مشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند اما ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی به اجازه کتبی دادستان محل منوط خواهد بود قانون کار ایران اصلی ترین و مهمترین قانونی است در آن به تفصیل به موضوع کار کودکان اشاره شده است. در این قانون علاوه بر تعیین حداقل سن قانونی اشتغال، شرایط استفاده از کارگر نوجوان و نیز موارد استثنا در این زمینه از سوی قانونگذار مشخص شده است. قانون کار ایران به پیروی از قوانین بین المللی کار اجبار افراد به کار معین و بهرهکشی از دیگری را ممنوع اعلام کرده است و در این زمینه همه افراد جامعه با هم برابرند. قانون کار ایران به پیروی از قوانین بین المللی کار در ماده 79 حداقل حد سن مجاز اشتغال را تعیین کرده است و به موجب این ماده حداقل سن مجاز برای اشتغال به کار در ایران 15 سال است و به کارگیری و استخدام کودکان زیر 15 سال ممنوع است. در قانون کار ایران در مبحث دوم به بازرسی کار می که در زیل ماده های مهم این مبحث مرور می شوند. ماده 96 به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی اداره یک کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف زیل تشکیل می شود. الف نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیانآور و خطرناک مدت کار مزد رفاه کارگر اشتغال زنان و کارگران نوجوان ب نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی جین آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند. دال بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعمل مربوط به موارد مذکور مناسب با تحولات و پیشرفت های تکنولوژی ه رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث ماده 98 بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خیش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به مؤسسات مشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در مؤسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند. تبسره ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود. ماده 99 بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار میگیرند به اندازه ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید نمونه بگیرند و به رؤسای مستقیم خود تسلیم نمایند. ماده 104 کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. ماده 105 هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند کارگران کارگاه‌های خانوادگی به موجب ماده 188 قانون کار کارگاه های خانوادگی که انجام کار در آنها صرفن و توسط صاحب کار و همسر و خیشامندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود از شمول قوانین قانون کار خارج هستند. شرایط کار کودک و نوجوان در ایران امروزه چالش کار کودک همچنان در بسیاری از کشورهای جهان موزلی دامنه دار است. جدای از حمایت های اقتصادی و رفع مشکلات مالی در جامعه برای فایق آمدن بر این چالش وجود قوانین حمایتی از کودکان نیز نقش مهمی در مبارزه با معضل کار کودک ایفا می کند. قوانین داخلی ایران در زمینه مبارزه با کار کودک و حمایت از آنچه به عنوان کودکان کار شناخته می شود در این بخش بررسی می شود. همچنین به صورت اجمالی به لایحه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و مواد مرتبط با موضوع کار کودک خواهیم پرداخت. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور مستقیم و سریح اشاره ای به حقوق کودکان و زیر مجموعه های مربوط به آن به ویژه حقوق مرتبط با کودکان کار نکرده است اما در دو اصل به طور زمینی بر نقش عوامل تاثیرگذار در محو کار کودک تاکید کرده است این دو عامل عبارت از حق بهرهمندی از آموزش و پرورش رایگان و ممنوعیت کار اجباری و بهرهکشی از انسان هاست. در بند سوم اصل سی قانون اساسی حق آموزش و پرورش رایگان و در دسترس برای تمام افراد جامعه شناسایی شده و فراهم آوردن آن جزو وظایف دولت قرار داده شده است. همچنین بند چهارم اصل چهل و سه نیز با شناسایی حق انتخاب آزاد شغل، کار اجباری و بهرهکشی از انسانها را ممنوع دانسته و اقتصاد جمهوری اسلامی را بر این ضوابط استوار کرده است. بر پایه قانون کار در جمهوری اسلامی، کودک بین پانزده تا هجده سال کارگر نوجوان به شمار می آید و قوانین مندرج در ماده 79 و ماده 84 قانون کار درباره کارگر نوجوان لازم است. در این مواد قانونی آمده است که به کارگماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید تمامی آزمایش های پزشکی مورد تایید سازمان تامین اجتماعی را انجام دهد. قرارداد کارآموز نوجوان با توجه به مفاد قانون کار که بخشی از آن به کارآموز و قرارداد کاری مربوط است و مشمول کودکان بین 15 تا 18 سال می شود در مدت کارآموزی مزد کارآموزی از کارگران دیگر کمتر نخواهد بود به عبارتی شرایطی که برای کارگر فراهم است برای کارآموز نیز فراهم است و به همین دلیل اگر مسئله و مشکلی نیز برای این کودکان به وجود بیاید امکان شکایت از کارفرما نیز برای آنان وجود دارد مواد 112 تا 118 قانون کار به شرایط کار, کار کارآموز نوجوان می‌پردازد کارآموز فردی است که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فرا گرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که بیش از سه سال نباشد در کارگاهی معین به کارآموزی تو ام کار اشتغال دارد مشروط بر آنکه سن او از 15 سال کمتر و از 18 سال تمام بیشتر نباشد همچنین حقوق کارگر بر کارآموز نیز اجرا می شود و مدت کارآموزی جزو سوابق کار کارآموز حساب می شود مزد کارگر در مدت کارآموزی نباید از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر باشد. کارآموزان مذکور در بند به یه ماده 112 تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد 79 تا 84 قانون کار هستند ولی ساعت کاری آنان از 6 ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد. قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی این مطالب باشد. تعهدات طرفین مزد کارآموز محل کارآموزی، حرفه یا شغل مورد تعلیم و همچنین بر اساس ماده 157 قانون کار هرگونه اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار قرارداد کارآموزی موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دست جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار حل و فصل خواهد شد و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن سنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق حیعت های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. با توجه به این شرایط برای کودکان پانزده تا هشده سال امکان شکایت از شرایط کاری وجود دارد داخل پرانتز هرچند در عمل مشاهده نمی شود. همچنین بر اساس ماده 85 برای سیانت نیروی انسانی و حفظ منابع مادی کشور رعایت دستور هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی یعنی جهد تأمین حفاظت فنی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت جلوگیری از بیماری های ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار تدوین می شود برای تمامی کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است. کارگاه های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل هستند و به رعایت اصول فنی و بهداشت کار مکلفند. کارگاه کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه ی تأسیساتی که به اقتضای کار به کارگاه تعلق دارند از قبیل نمازخانه، نهارخوری، تعاونی ها، شیرخارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه هرفعی، قرائتخانه، کلاس سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و سایل ایاب و زهاب و نظایر آنها جزو کارگاه هستند. با این توضیح مشخص است که تعریف کارگاه در قانون کار بسیار گسترده است و در جهت حمایت از کارگران بیشتر محلهایی که ممکن است به اقتضای کار در اختیار کارگران قرار گیرد جزو کارگاه محسوب می شود. کارگاه های زیر ده نفر بر اساس ماده 191 قانون کار کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را می بر حسب مسلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنا کرد. تشخیص مسلحت و موارد استثنا به موجب آین خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مدت معافیت از شمول مواد یاد شده سه سال تعیین شده است. کارگاه های خانگی کارگاه های خانگی به آن دست از فعالیت های اطلاق می شود که از سوی عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل میگیرد و به تولید خدمات و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی منجر می شود. شاغلان کسب و کار کارگاه های خانگی برای کسب منافع به صورت های زیل فعالیت دارند. 1. انجام فعالیت به صورت کارمزدی برای کارفرمای خارج از محیط مسکونی دو انجام فعالیت مستقل اعم از تأمین مواد اولیه تا ارزی محصول به خارج از محیط مسکونی 3. انجام فعالیت به صورت تعاونی اتحادیه و یا مشارکت با بنگاه های بالادستی تأمین کننده ی مواد اولیه و عرضه محصول آنان در بازار ترجیحاً به صورت کسب و کار خوشه ای. بنابراین، کارگاه خانوادگی کارگاهی است که اولا کارگران آن دارای رابطه خیشاوندی نزدیک، پدر، مادر، فرزند، همسری باشند. سانیان انجام کار از سوی صاحب کار همراه با خیشاوندان او صورت بپذیرد. سالسن فرد دیگری در جمع خانوادگی مذکور نباشد. در نتیجه اگر صاحب کار همراه دیگر اعضای خانوادهش در آن کارگاه مشغول به کار نباشد یا جز افراد خانواده شخص دیگری در جمع کارکنان به کار مشغول باشد از تعریف کارگاه خانوادگی خارج می شود حتی اگر نوی صاحب کار باشد. لازم به ذکر است در صورت وجود کارگر دیگر در چنین کارگاهی که دارای درجه خیشاوندی مزبور نباشد، کل کارگران از شمول استثنا خارج می شوند و تحت تبعیت و پوشش قانون کار قرار می استثنای مزبور به موارد مسرح در قانون کار محدود است و مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نیست. برای مثال، رعایت موازین فنی و بهداشتی در کارگاه های خانوادگی به موجب تبصره ماده 85 قانون کار الزامی است هرچند مشمول سایر مقررات این قانون نباشد. کارگاه زیرزمینی کارگاه زیرزمینی به کارگاهی اطلاق می شود که در جایی ثبت نشده است و حد های قانون کار مانند بیمه، قرارداد کاری، بازرسی بهداشتی، و بازرسی کار شامل این کارگاه ها نمی شود به عبارتی به دلیل ماهیت غیر رسمی هیچ گونه نظارتی بر آنها وجود ندارد ادبیات نظری تحقیق در این بخش ابتدا نظریه های جامعه شناسی در بررسی مسائل اجتماعی مطرح می گردد و در ادامه به بررسی نظریه های مرتبط با کار کودک پرداخته می شود در انتها نیز چارچوب نظری و مدل نظری پژوهش بیان می شود. روی کردهای جامعه شناسانه در بررسی مسائل اجتماعی بیسازمانی اجتماعی بیسازمانی اجتماعی زمانی پدید می آید که تمام اجزای سیستم اجتماعی به طور هماهنگ در مقابل نیازهای کارکردی و تغییرات محیطی انتباق نمییابند و از سوی دیگر در جریان تحولات سریع اجتماعی امکانات و شرایط مساوی برای همه اقشار جامعه در انتباق با تغییرات محیطی فراهم نمی شود و بنابراین در چنین شرایطی پدید آمدن اقشار آسیب پذیر جامعه اجتناب ناپذیر می نماید. از نظر مرتون آنومی در همشکستگی یک ساختار فرهنگی است و این وضعیت زمانی پیش می آید که بین اهداف و هنجارهای فرهنگی نیازها و ارزشهای اجتماعی و امکانات موجود در بستر هر قشر اجتماعی تفاوتی فاحش وجود داشته باشد در یک جامعه پایدار تعادلی بین اهداف اجتماعی فرهنگی و راه های پذیرفته شده از سوی عموم مردم برای دستیابی به آنها وجود دارد. آنومی وقتی شروع می شود که این رابطه متعادل به هم بخورد. نیز نیز بر اجتناب ناپذیری مسائل اجتماعی به عنوان هزینه های اجتماعی فرهنگی فرایند رشد و توسعه شتابان اشاره می کند. این دیدگاه خارج شدن و به هاشی رانده شدن بخشی از اقشار و گروه های جامعه از گردونه پرشتاب رشد و توسعه امری اجتناب ناپذیر است. جوامع در طی گزار شتابان خود به سوی آنچه مدرنیته و مدرنیزاسیون نام دارد با رواج ارزش های پیشرفت و اقلانیت ابزاری در جامعه روبرو می شوند و به دنبال آن تحولاتی نظیر تقسیم کار پیچیده رشد سریع جمعیت و شهرگرایی تمایز پذیری اجتماعی و رشد فردیت پدید می آید که موجب ظهور و بروز مسائل و مشکلات اجتماعی متعددی می شوند. جریان تحولات جوامع و رشد ارزش های شهرنشینی به سرازیر شدن سیل جمعیت در شهرهای بزرگ و تراکم شدید جمعیت و نامتوازن شدن توسعه در جوامع در حال توسعه منجر می شود و مسائلی همچون ترافیک، آلودگی محیط زیست، هاشی نشینی، سرقت، قتل و خشونت، فحشا، فقر، اعتیاد و گهگاه بیماری های جسمی و روانی و انواع جرائم و انحرافات اجتماعی را موجب می شود. از آنجا که در کشورهای در حال توسعه ساختارهای لازم برای تولید، اشتغال و تعلیم و تربیت نیروی انسانی فراهم نیست، این جمعیت رو رشد جامعه را با مشکلاتی همچون پایین بودن درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی عدم رشد بخش صنعت و تولید به واسطه صرف هزینه های هنگفت برای تعلیم و تربیت و مصرف کودکان وابستگی اقتصادی اجتماعی بیسوادی یا کم سوادی بیکاری و مشکل مسکن روبرو ساخته است و تولید به واسطه صرف هزینه های هنگفت برای تعلیم و تربیت و مصرف کودکان، وابستگی اقتصادی اجتماعی، بیسوادی یا کمسوادی، بیکاری و مشکل مسکن روبرو ساخته است. رد پای استثمار در جهان کودکی گردآورنده و سرپرست پژوهش کامیل احمدی راوی نسیم تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف, آوای بوف نظریه کنش متقابل نمادین دیدگاه کنش متقابل نمادین دیدگاهی دیگر در تبیین مسائل اجتماعی است. این دیدگاه اولین بار در بررسی مسائل اجتماعی ناشی از گسترش بیرویه شهرنشینی در شهر شیکاگوی آمریکا مطرح شد و توسعه یافت و به همین سبب گاهی از آن با عنوان مکتب شیکاگو نیز یاد می کنند. در این دیدگاه برخلاف نظریه های کارکردگرایان، ساختی و تزاد که بر ساختارها و کارکردها تاکید می کنند، بر کنش متقابل افراد و گروه های اجتماعی تاکید می شود. این دیدگاه بر ابعاد ذهنی و بین الازهانی کنشگرانی تاکید می کند که سازنده واقعیت اجتماعی هستند و مسائل اجتماعی را ناشی از تعابیر و تفاسیر ذهنی کنشگران از وضعیت و شرایط اجتماعی می داند که این معانی و تفاصیر ذهنی کنشگران از واقعیت ها و شرایط اجتماعی نیز امری نسبی و پیوسته در حال تغییرات و است. همچنین از آنجا که این ره یافت بر انگیزه های هدفمند و انتخاب های کنشگران در به وجود آوردن واقعیت های اجتماعی و از جمله ها و مسائل اجتماعی تأکید دارند بنابراین بررسی انگیزه ها و علل روی آوردن کودکان به کار از دیدگاه خود آنان و وضعیت و کنش های فردی و گروهی آنان در محیط در پرتو این رهیافت امکان پذیر است. حال بر اساس نظریه کودک مهوری این سوال مطرح می شود که کار کودکان چگونه صورت می پذیرد و این کار صورت پذیرفته چگونه اداره و با معنا می شود. این نظریه همچنین می تواند به گزارش های خود کودکان بیشتر توجه کند و برای نسبت توانایی و شایستگی آنها در تصمیم گیری درباره زندگی و آینده خود جایگاه خاصی قائل شود. کودک بر عاملیت در سازمان های اجتماعی کار تکیه دارد. نظریه تزاد پایه رهیافت تزاد دو نظریه مارکسیستی و نئومارکسیستی درباره مسائل اجتماعی وجود دارد که نظریه مارکسیستی بر تزاد اقتصادی تمرکز دارد و نظریه نئومارکسیستی بر تضاد اجتماعی ناشی از ارزشها و علایق متعارض گروه های اجتماعی تأکید می‌ورزد. در پرتو چنین دیدگاهی تضاد و تعارض ذاتی جوامع بشری محسوب می شود. طرفداران نظریه تضاد بر نابرابری ثروت و قدرت در جامعه در بین طبقات اجتماعی، نژادها، قومیتها، جنسیت و حتی سن و نسل تاکید می کنند. چنان که کارل مارکس منشأ مسائل اجتماعی را مالکیت شخصی و طبقات اجتماعی استثمارگر اعلام می کند که راه برون رفت از چنین وضعی برچیده شدن نظام سرمایه داری، تحقق یک جامعه بی طبقه و رهایی انسان از بنده اسارت آن است. از نظر صاحب نظران، تزاد، بروز و ظهور آسیب های اجتماعی در گذار جوامع به توسعه یافتگی اجتناب ناپذیر است و واقعیت اجتماعی امری متضاد و در حال تحول از وضع موجود به سمت وضع مطلوب است و بسیاری از مسائل و آسیب های اجتماعی ناشی از فرافکنی بحران های درونی نظام سرمایه داری است. نظام سرمایهداری مانع خلاقیت، نوآوری و آزادی انسان شده است. بنابراین مسائل اجتماعی در اصل ریشه، ماهیت و خصلتی اقتصادی دارند. بر پایه این نظریه کار کودک به دلیل مسائل اقتصادی و بحرانهای ایجاد شده از جانب نظام سرمایهداری به وجود آمده است. نظریه های مرتبط با کار کودک فرهنگ فقر ویلا، تیلدر و لینهان در مطالعات روانشناختی اجتماعی خود به بررسی نظریه ها و فرضیه های موجود پرداختند. این نظریه ها را اسکار لویس در قالب نظریه فرهنگ فقر در سال 1996 مطرح کرد و به نقد آن پرداخت. این نظریه دارای چهار فرضیه اصلی است. فرضیه نخست به بی سرپرستی و رها شدگی این کودکان از سوی خانواده های آنان اشاره دارد. فرضیه دوم کودکان کار را به فقر مربوط می داند و نتیجه فقر را رهاشدگی شدگی منفعلانه می داند. از نظر این دیدگاه جبرگرا خانواده های این کودکان به دلیل فقر از انجام تعهدات اخلاقی خود در برابر کودکانشان ناتوانند و در نتیجه به سوق دادن و رها کردن آنان در بیرون از خانه مجبورند. فرضیه سوم کودکان کار را نتیجه مهاجرت از روستاها به شهرها و طبعات آن از جمله فقر و حاشیه نشینی و تغییر ساخت خانواده میداند که در این حالت کودکان کار حاصل به حاشیه رانده شدن خانواده های حاشیه نشین است فرضیه چهارم کودکان کار را برخواسته از خورد فرهنگ های شهری بسیار هاشیه ای و منحرف می لوئیس لویس معتقد است که فرهنگ فقر با ویژگی مانند تقدیرگرایی، ناامیدی، درماندگی، وابستگی، خودکمبینی و گریز ناپذیری از فقر مشخص می شود. جامعه پذیری کودک مفهوم اصلی در نظریه جامعه شناختی درباره دوران کودکی مفهوم اجتماعی شدن است. فرهنگ پذیری ممکن است مترادف خوبی برای این فرایند باشد، زیرا این عبارت به طور ضمنی بر این موضوع دلالت می کند که کودکان فرهنگ گروه های انسانی را که خود را درون آن میابند قبول می و به تدریج آن را جذب و کسب می کنند. کودکان را نباید به عنوان افرادی نگریست که برای شرکت و دخالت در دنیای پیچیده بزرگسالی کاملا مجهز شدهاند. آنها را باید موجوداتی دانست که برای برقراری ارتباط تدریجی و آرام با انسانهای دیگر دارای پتانسیل لازم هستند. نظریه کودک اجتماعی ساختاری کار خود را با این تشخیص آشکار شروع می کند که کودکان یک مشخصی ثابت و پایدار در تمام دنیاهای اجتماعی هستند. در این نظریه، کودکان یکی از عناصر تشکیل دهنده تمام جوامع، افرادی خاص، دارای پشتکار، محسوس و عادی محسوب می شوند. در واقع آنها نمایانگر تمام خصوصیات، واقعیات و حقایق اجتماعی هستند. البته صورت ظاهر و تجلیات آنها ممکن است از جامعه ای به جامعه دیگر تفاوت داشته باشد اما درون هر جامعه ویژه آنها یک نواخت و هم شکلند تا این حد آنها یک جزء از ساختارهای اجتماعی را تشکیل می دهند این نظریه با این فرضیه شروع می شود که کودکان افراد ناقص خلق و ناتوان نیستند بلکه آنها یک گروه از عوامل اجتماعی را تشکیل می دهند شهروندانی با نیازها و حقوقی خاص. در مدل کودک دارای رشد اجتماعی، ما ساختار اجتماعی و جامعه ای متشکل از بزرگ سالان منطقی و اقلانی همراه با کودکان را شاهد بودیم که منتظر بودند تا روزی مجموعه ای از آینها و رسوم ویژه را که برای تبدیل شدن به یک عضو و همچنین اجتماعی شدن در آن جامعه لازم بود تحت فرایندهای مختلف انجام دهند و وارد جامعه شوند. در نظریه اجتماعی ساختاری، ثبات و پایداری کودک و همچنین ضرورت این خصوصیت مورد تاکید و تایید است. با چنین آغازی، نظریه پردازان مختلف این نظریه میکوشند تا هم شرایط لازم و هم شرایط کافی برای دوران کودکی درون یک جامعه ویژه یا در واقع برای کودکان را به طور کلی بررسی کنند. از نگاه دیگر، کودکان تا حد زیادی مقوله ای کلی محسوب می شوند و چنین تصور می گردد که از فشار و محدودیتی که ساختار اجتماعی ویژه برای آنها فراهم می آورد خارج می شوند. بنابراین کودکان مجموعه ای از ذهنها هستند اما ذهنیت آنها نه خودسرانه است و نه بلحوثانه این موضوع از سوی جامعه معین می شود و بدین ترتیب دوران کودکی به عنوان یک پدیده اجتماعی نگریسته می شود. مهاجرت این نظریه بر این روند تاکید دارد که انقلاب صنعتی سرمایه داری باعث تشدید مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها و موجب به وجود آمدن نیروی کار مازاد در شهرها شده است. نتیجه قهری این وضع افزایش بیکاری و کمکاری و سوق دادن نیروی انسانی به بخش غیر متشکل اقتصاد و فعالیت های نازل خدماتی بود که دستمزدهای پرداختی کمتری داشتند. بر اثر این رویداد تعداد زیادی از خانواده ها هاشی ای می شوند و به طبع آن در معرض انواع آسیب ها و مسائل اجتماعی قرار می گیرند. تورنر در روند سازگاری مهاجران در شهر ضمن بررسی پدیده هاشی نشینی در شهرها که بارسترین محصول مهاجرت به شهرهاست به این نتیجه رسیده است که جوامع هاشی نشین نه تنها کاملا سازمان یافته اند بلکه دامن ای به هنجار از آرزوها و اولویتهای متغیر خانوادگی را نیز دارا هستند. جان تورنر برای نشان دادن چگونگی تغییر این اولویت های متعارض هنگامی که خانوارهای کم درآمد با اطمینان بیشتر در اقتصاد شهری تثبیت می شوند، الگوی ساده ای تدوین کرد. بر مبنای این الگو در اولین مرحله یعنی مرحله تازه واردان دسترسی به کار موقتی مهمترین هدف است و هر گونه سرپناه دم دستی کفایت کند. زمانی که درآمدی دائمی و منظم و مطمئن حاصل شد، هدف اصلی تحکیم موقعیت فرد از طریق تأمین مالکیت قانونی مسکن در شهر خواهد بود. بالاخره زمانی که سکونت قانونی تأمین شد، از طریق توسعه دسترسی به سایر امکانات به ارتقای شیوه زندگی اولویت و بها داده می شود. به نظر جان تورنر و دیگر محققان، گسترش شهری فقط گوشه ای از زندگی هاشی نشینان را پوشش می دهد. گوناگون زندگی هاشی نشینی که غالبا از مهاجران روستایی تشکیل می شود، آنچنان گوناگون و در برخی موارد آنچنان اندوه بار است که گویی هیچ راه چاره ای برای بهبود اوضاع این قشر از جمعیت انبوه که گاهی در صد عظیمی از جمعیت کلان شهرها را تشکیل می دهند، متصور نیست. سازگاری نداشتن با محیط های شهری ناآشنا و کاملا متفاوت با فرهنگ بومی مهاجران در سطوح بین المللی و بین قارعی تا نسل های بعدی مهاجران نیز ادامه میابد و برای مهاجران عوارز اجتماعی و روانشناختی متعدد و همچنین اختلالاتی در سازوکارهای و برنامه ریزی شهری مناطق مهاجرپذیر به وجود میآورد. در ادامه مواردی از چگونگی سازگاری و نحوه برخورد مهاجران با محیط های جدید زندگی در نواحی مختلف دنیا با ویژگی های جغرافیایی متفاوت بررسی می شود. بر پایه نظریه تودارو، مهاجران به خوبی می دانند که ذریب بالای بیکاری میان آنها و دستمزدهای شهری دیواری به وجود آورده است اما آنها تا زمانی که در روستاها کمتر از دستمزدی را دریافت می کنند که در شهر انتظارش را دارند به مهاجرت ادامه می دهند. درآمد مورد انتظار آنها عبارت است از دستمزدی که احتمالا در شهر به دست خواهند آورد ضرب در فرصت هایی که برای کسب درآمد دارند. مثلا کشوری را در نظر می گیریم که در آن متوسط درآمد در روستا 100 دلار و متوسط درآمد در شهر 250 دلار است اما ضریب بیکاری در شهر 20 درصد است یعنی از هر ده نفر 8 نفر می توانند کار پیدا کنند بنابراین درآمد مورد انتظار 8 دهم ده متوسط درآمد شهر یعنی 8 دهم ده 250 دلار است که 200 دلار می شود پس مهاجرت برای آنها به صرف است در این کشور فرزی روستاییان به مهاجرت ادامه می دهند تا آنکه زریب بیکاری در این شهر به 60 درصد یعنی ذریبی که در بعضی از نقاط پر جمعیت وجود دارد برسد. ممکن است بتوان در این مورد شک کرد که سرانجام با بالا رفتن ذریب بیکاری در شهر جریان مهاجرت به طور کامل متوقف می شود. اما اثرات شوم آن را نمی توان نادیده گرفت. تا زمانی که در شهر ثروت بیشتری وجود دارد، مهاجرت از روستا به شهر همچنان تا مدتهای طولانی ادامه خواهد داشت. کاستلو در نظریه خود درباره مهاجرت در خاورمیانه میانه چنین استدلال می هرچند پدیده های مهاجرت شهرنشینی و سازگاری مهاجران در شهرهای خاور میانه ویژگی های مشترکی با دیگر نقاط دنیا دارند در برخی موارد خصوصیات متفاوت و بارز منطقی که از فرهنگ های محلی متأثر شده است در این منطقه مشاهده می شود که شناخت و ارزیابی آنها در جهت برنامه ریزی شهری و منطقی ضروری است در خاورمیانه میانه مهاجرت به شهرها موجب فروپاشی ساختار خانواده گسترده شده است. معمولا نسل جوانتر به شهر نقل مکان می کنند و فرزندان زکور چون در شهر مستقر می شوند دیگر از نظر مالی به دارایی های خانواده یا حرفی سنتی خانوادگی وابسته نیستند و حتی بیشتر محتمل است که آنها کمک هزینه ای به روستای خود بفرستند و بدین ترتیب جهت روابط در الگوی وابستگی تغییر کند. تحرک جغرافیایی مهاجران در شهر تأثیر چشمگیری بر چگونگی سازگاری آنها دارد. اینکه مهاجر در کجا زندگی می کند؟ آیا در کنار خیشاوندان خود است یا تنهاست؟ قادر است کاری بیابد یا نه؟ و نیز پیشینه و شخصیت فرد در کل در تعیین اینکه آیا فرایند مهاجرت موجب از همگسیختگی سازمان اجتماعی می شود یا نه موثرند پژوهش ها در ترابلوس لیبی نشان می دهد بعضی از مهاجران از گمگشتگی اجتماعی رنج می برند. نقل مکان مهاجران قدیمی و بومیان اهل ترابلوس از قسمت قدیمی شهر موجب قطع رابطه مهاجران قدیمی و تازه واردانی شده است که برای اولین بار به قسمت قدیمی شهر وارد می شوند. گوناگونی مشاغل جدید شهری در دستگاه دولتی، صنعت نفت و سایر بخش ها که مانع از تمرکز منطقی گروه های مهاجران صاحب یک شغل می شود، خود موجب تسریع این فرایند شده است. در نتیجه نوعی احساس بیریشگی در میان مهاجران به بی ویژه مهاجران تازه وارد پدید می آید که موجب از دست رفتن احساس تعلق اجتماعی شده است. تفاوت های چشمگیر فرهنگی بین مبدع و مقصد مهاجرت نقش بسیار مهمی در فرایند سازگاری مهاجران ایفا می کند. شاید خاور میانه از نظر تفاوت های فرهنگی بین کشورهای منطقه و همچنین بین جوامع شهری و روستایی کشورها ویژگی خاصی در جهان داشته باشد. تنوع قومی، مذهبی، زبانی، اجتماعی، اقتصادی و نظام های سیاسی بیش از پیش پدیده مهاجرت و سازگاری مهاجران را به ویژه در کلان شهرهای منطقه پیچیده تر ساخته است. فرهنگ خاور میانه بر تماس و روابط شخصی تاکید دارد. این امر همراه با روابط مبتنی بر گرد همایی خیشاوندی که حدود روابط با اطرافیان را به صدها و شاید هزاران نفر گسترش می دهد، موجب می شود فرد در اجتماع محلی خود احساس بیگانگی نکند. ساختار سنتی گروه های خیشاوندی در سازگاری مهاجران در شهرهای خاورمیانه نقش حیاتی دارد. گروه های خیشاوندی ممکن است مهاجران فقیر تازه وارد به مناطق شهری را کمک کنند تا موقعیت اقتصادی و سیاسی خود را تحکیم بخشند. در میان خانواده های قدیمی در لبنان اعضای فقیر پیوندهای خود با خویشاوندان ثروتمندتر و پرنفوذتر را که نوعی ارتباط بین مولا و بنده است حفظ می کنند. عوامل جمعیت شناختی مانند سن و جنس مهاجران نیز در سازگاری آنان با محیطهای شهری مؤثر است. پژوهشگران اعتقاد دارند هرچه فرد مسنتر باشد در زندگی شهری کمتر مشارکت می کند و هرچه فرد روابط خود را در شهر گسترش دهد اعتقادات، باورها و برداشتهای خود در باری جامعه را با اعتقادات، باورها و برداشتهای متمایل به مدرن عوض می کند. در صورتی که امکان اشتغال در شهر فراهم باشد و ناتوانی اقتصادی مانع فرد نشود، کسانی که از مناطق روستایی به شهر مهاجرت می, کنند، می توانند فرهنگ شهر را بپذیرند. اقتصاد غیررسمی اقتصاد غیررسمی بخشی از اقتصاد است که هنوز ابهامات زیادی درباره آن وجود دارد و درباره تعریف و شمول آن توافقی وجود ندارد. بسیاری از پژوهشگران از تعریف و مشخص کردن دامنه شمول آن اجتناب می‌کنند. برخی از متفکران این حوزه فعالیتهای غیرقانونی را شامل این بخش می‌دانند و برخی دیگر آن را به عنوان یک بخش دیگر تعریف می‌کنند. برخی از مطالعات به جای تعریف این بخش، آن را به زیرگروه‌های متجانس تقسیم کرده‌اند. آمار ارائه شده از سوی مؤسسه آمار ملی ایتالیا فعالیت ها در بخش غیر رسمی را بر اساس دلایل آن و انگیزه های افراد به سه دسته تقسیم کرده است. نخستین دسته از فعالیت های اقتصاد غیر رسمی شامل فعالیت های غیر قانونی است. مصادیقی از فعالیت های غیر قانونی که این بخش را شکل می دهند بسته به زمان و مکان متفاوتند. برای مثال برخی از فعالیت ها مانند خرید و فروش مشروبات الکلی در برخی از زمانها و مکان ها غیر تعریف شده است. بخشی دیگر از اقتصاد غیر رسمی فعالیت های است. این بخش فعالیت های اقتصادی را در بر میگیرد که قانونی است اما به دلیل عدم توسعه یافتگی فرایندهای تولید و یا کوچک مقیاس بودن آنها در آمارهای رسمی گنجانده نمیشوند. در بخشی از این فعالیت پول رد و بدل می شود، مانند دست فروشی، جا به جایی مسافر با وسایل نقلیه شخصی و در بخش دیگر پول رد و بدل نمی شود. به عبارت دیگر، فعالیت اقتصادی ماهیت کالایی ندارد، مانند تولید برخی از کالاها در خانوار برای مصرف خانواده که در مناطق روستایی زیاد به چشم می خورد. بخش سوم از اقتصاد غیررسمی ماهیتی شبیه به فعالیت اقتصاد رسمی دارد. این بخش با عنوان اقتصاد سایه به فعالیت قانونی اطلاق می شود که با انگیزه اقتصادی از چشم دولت پنهان نگه داشته می شوند. فعالان اقتصادی گاه در واکنش به مقررات زیاد دولتی، تسخیر دولت و یا رانت جویی گروه های لابیگر از ثبت شدن در آمار رسمی فرار می کنند. در این حالت اقتصاد سایه جایگزین فساد یا جایگزین رانت جویی و نفوذ به دولت تلقی می شود. گاهی نیز اقتصاد سایه نه یک فعالیت منزویانه یا جایگزین بلکه یک استراتژی فعالانه و مکمل فساد و رانت جویی است. نوع انگیزه یا رابطه ی اقتصاد سایه با فساد و رانت جویی تنها به صورت جزئی و با تمرکز بر نوع فعالیت پنهان شده ممکن است. از همین روز که معمولا مطالعات باز هم دایره ی فعالیت ها را تنگتر کرده و تنها بر بخشی از اقتصاد سایه یا یک نوع از فعالیت های آن مانند قاچاق کالا، فرار مالیاتی و امثال آن تمرکز می کنند. بر اساس برخی دیگر از تعاریف اقتصاد غیررسمی اساساً با اقتصاد غیرقانونی متفاوت است فعالیت های غیرقانونی به فعالیتهایی اطلاق می شود که از سوی قانون با عنوان فعالیت غیرقانونی شناخته شده و لذا انجام دادن آنها به عنوان جرم تعریف شده است فعالیت هایی مانند خرید و فروش مواد مخدر یا قاچاق کودکان اقتصاد غیر رسمی که از آن تعابیر مختلفی همچون اقتصاد سایعی، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد پنهان و غیره نیز شده است، بعد از جنگ جهانی دوم و به دنبال حضور وسیع دولتها در عرصه اقتصاد و در نتیجه ایجاد انگیزه های قوی در عاملان اقتصادی برای حرکت به سمت بخش غیر رسمی مورد توجه قرار گرفت. فایگ با استفاده از روی کرده نهادگرایی جدید فعالیت های اقتصاد زیرزمینی را به چهار نوع غیرقانونی گزارش نشده، ثبت نشده و غیررسمی رسمی طبقه بندی می کند. فعالیت های غیرقانونی کلیه ی فعالیت های درآمدزای اقتصادی نظیر دزدی، فحشا و قاچاق مواد مخدر را شامل می شود که انجام آنها در قوانین رسمی کشورها غیرقانونی و با مجازات همراه خواهد بود. فعالیت های گزارش نشده شامل فعالیت است که اکثرا در پاسخ هزینه به سیاست های اقتصادی دولت انجام می شود. فرار از مالیات، عدم پرداخت حق بیمه و قاچاق کالا نمونه هایی از این گونه فعالیت ها هستند. فعالیت های ثبت شده فعالیت های نظیر خانهداری، خودخدمتی و کارهای داوطلبانه را شامل می شود که کم و بیش در تمام اقتصادها مشاهده می شوند. بخش غیر رسمی نیز شامل برخی از تولیدات و خدمات جزئی است که با پیشرفت سیستم ثبت اطلاعات اندازه آن به طور نسبی کاهش می‌یابد. تنظیم معتقد است اقتصاد غیر رسمی به سبب وجود برخی فعالیت ها که اندازه گیری و عغز مالیات از آنها دشوار است همچون کار خانگی و نیز فعالیت های غیر قانونی و پنهانی به وجود می آید. اشنایدر و کلینگ مایر در تحلیل اثر اقتصاد غیر رسمی بر رشد اقتصادی مطالعه ای را روی 109 کشور در حال توسعه، کشورهای در حال گذار و کشورهای صنعتی در طول دهی نوت انجام داده اند. بر اساس یافته های آنها در کشورهای صنعتی و توسعه یافته رابطه مثبت بین حجم اقتصاد غیررسمی و رشد اقتصادی دیده شده و در کشورهای در حال توسعه بین این دو رابطه منفی مشاهده شده است. بنابراین بین میزان توسعه یافتگی و اندازه اقتصاد غیررسمی رابطه معکوس برقرار است. اشنایدر معتقد است افزایش در بار مالیاتی و بار سیستم تأمین اجتماعی همراه با افزایش فعالیتهای قانونگذاری و نظارتی دولت از عوامل اصلی افزایش در حجم اقتصاد غیررسمی در سطح جهان است لویزا در یک تحلیل نظری عوامل تعیین کننده و اثرات اقتصاد غیررسمی را در قالب یک مدل رشد درونزا که در آن تکنولوژی تولید وابسته به خدمات عمومی قابل تراکم است، بررسی کرده است. در این مدل نشان داده می شود که ایجاد تغییرات در پارامترهای سیاستگذاری و نیز در کیفیت نهادهای دولتی که به افزایش اندازه نسبی اقتصاد غیررسمی منجر می شود، در نهایت به کاهش نرخ رشد اقتصادی می انجامد. همچنین او در یک بررسی تجربی در مورد کشورهای آمریکای لاتین دریافته است افزایش بار مالیاتی و محدودیتهای بازار کار و نیز کیفیت پایین نهادهای دولتی بر اقتصاد غیررسمی اثر فزاینده دارد افزایش حجم فعالیتهای غیررسمی از طریق کاهش دسترسی به خدمات بخش عمومی و نیز افزایش تعداد فعالیتهایی که با کارایی پایین از خدمات عمومی موجود استفاده می کنند به کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد. لویزا انتخاب بخش غیررسمی برای انجام فعالیت غیررسمی را نتیجه یک انتخاب اوقلایی از سوی آهاد اقتصادی می داند. آثار وجود اقتصاد غیررسمی به طور خلاصه بر تولید ناخالص داخلی، مالیات دریافتی، توزیع درآمد، برنامه ریزی ها و سیاست گزاری ها، و رفاه اجتماعی تأثیر گذار است. بر این اساس علل گسترش اقتصاد غیر رسمی را عوامل زیر ذکر کردند. بار مالیاتی و سیستم تأمین اجتماعی که به عنوان مهمترین علل وجود اقتصاد غیر رسمی ذکر می شود. شدت مقررات که علت عمده در کاهش آزادی و انتخابهای فردی در اقتصاد رسمی است. مقررات بازار کار موانع تجاری و دیگر محدودیت ها را می توان نمونه هایی از شدت مقررات برشمرد. دخالت دولت و اختلال های قانونی که در قالب سیاسی کردن فعالیت های اقتصادی به معنای گسترش حق نظارت بر بنگاه های اقتصادی به وسیله سیاست مداران و بروکرات ها مورد استفاده قرار می گیرد. فرض عمومی این است که وجود یک دولت چپاولگر باعث کاهش حجم فعالیت های اقتصادی می شود. فساد، راندجویی و نقش قانون که از عوامل مهم گسترش اقتصاد غیررسمی محسوب می شوند. اقتصاد زیرزمینی اقتصاد زیرزمینی شامل آن دست از فعالیت اقتصادی است که به طور قانونی یا غیرقانونی انجام شده و در جایی ثبت نشده است. توماس اقتصاد زیرزمینی را به چهار گروه تقسیم بندی کرده است. بخش خانوار در این بخش خانوار کالاها و خدماتی را تولید می کند که در همین بخش مصرف می شود. ویژگی بخش خانوار این است که محصولات تولیدی آن کمتر به بازار عرضه می شود و فقدان قیمت برای کالاهای تولیدی آن باعث می شود ارزیابی ارزش کالاها دشوار باشد. در نتیجه در حسابهای ملی نادیده گرفته می شود. بخش غیررسمی این بخش شامل تولید کنندگان جزئی و همچنین کسبه و پیشوران بدون کارگر و کارکنان خدمات تجاری، حمل و نقل و دیگر خدمات غیر رسمی است. بخش نامنظم تمام فعالیت های طبقه بندی شده در این بخش ماهیت غیرقانونی دارد، مانند فرار از مالیات، فرار از مقررات و تقلب در بیمه های اجتماعی. ویژگی اصلی این بخش آن است، که با وجود قانونی و مجاز بودن اصل تولید کالا و خدمات در نحوه تولید و یا توزیع آن کاری خلاف و غیرقانونی صورت گرفته است. بخش غیرقانونی تولیدات بخش نامنظم قانونی و مجاز است ولی تولیدات بخش غیرقانونی شامل فعالیت ها و تولید کالاها و خدمات غیرقانونی نظیر قاچاق کالا، دزدی، اخازی، تولید و خرید و فروش مواد مخدر، فحشا و غیره است. با توجه به اینکه خلافکاران و جنایتکاران عمل خود را گزارش نمی کنند، بدیهی است از پرداخت مالیات هم فرار می کنند. مسلما مقامات هر کشور عمدتا در پی پایان دادن به تولیدات خلاف هستند تا در پی کسب مالیات. پس به طور کلی اقتصاد زیرزمینی شامل چهار بخش خانوار، غیر رسمی، نامنظم و غیر قانونی است. در همین زمینه باید گفت علل و آثار اقتصاد زیرزمینی در ایران عبارتند از نرخ مؤثر مالیاتی با افزایش نرخ‌های مؤثر مالیاتی میزان فرار مالیاتی بیشتری صورت می‌گیرد و حجم اقتصاد زیرزمینی افزایش می‌یابد جانسون و همکاران بیان کردهاند که افزایش بار مالیاتی یکی از علت حضور و فعالیت در بازارهای غیر رسمی است. درجه شهرنشینی گسترش شهرنشینی و تمرکز جمعیت همراه با تخصصی شدن امور نیاز به مبادله را بیشتر می کند. رفع سریع نیازهای متنوع لزوم استفاده از وسایل پرداخت به غیر از پول نقد را ضروری می سازد. از این رو بالا رفتن درجه شهرنشینی با توجه به تمرکز و وجود نظام های پیشرفته مالی در شهرها صرف نظر از سطح توسعه اقتصادی نیاز به وجه نقد را برای انجام معاملات کاهش می دهد. با افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها، حاشیه نشینی افزایش مییابد و افراد چون نمیتوانند جذب اقتصاد رسمی شوند وارد اقتصاد غیر رسمی می بنابراین با افزایش درجه شهرنشینی اقتصاد غیر رسمی افزایش می شاخص توسعه انسانی شاخص توسعه انسانی نشان دهنده میزان توسعه یافتگی کشور هاست. هرچه این شاخص بزرگتر باشد کشور از لحاظ آموزش بهداشت و میزان درآمد رشد داشته است که به طور ضمنی سبب می شود افراد کشور به سمت زندگی مدرنتر و فضای کسب و کار حرفه ای تر پیش روند در نتیجه میزان تولید خانوار و فرایند خود مصرفی افراد مدرنتر و اقتصاد زیرزمینی مربوط به بخش خانوار کمتر می شود. درجه مقررات دولتی افزایش شدت مقررات که اغلب با تعداد قوانین و مقررات مصوب اندازه گیری می شود، یکی از علل عمده کاهش آزادی و انتخابهای فردی در اقتصاد رسمی و در نتیجه کاهش اقتصاد زیرزمینی است. بیکاری بیکاری یکی از بزرگترین و فراگیرترین مشکلات اقتصادی جوامع در قرن بیستم است. در جوامع پیشرفته صنعتی بیکاری هزینه های زیادی را بر جامعه تحمیل می سازد و در کشورهای جهان سوم بیکاری گسترده در پیوند با فقر اقتصادی می تواند خطرات بسیاری را متوجه جامعه و اقتصاد کند. رشد بیکاری انگیزه فعالیت در حوزه های غیر مجاز و ممنوع را افزایش می دهد و از این رو به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی کمک می کند. کودکان به عنوان دارایی خانواده نظریه رفتار خانواده فرض می کند که خانواده یک واحد ابتدایی است که در آن تصمیماتی درباره تحصیل کردن یا کار کردن فرزندان گرفته می شود. در خانواده های فقیر برای تکمیل درآمد خانواده، تأمین حیات و معاش خانواده، جایگزین کردن کار دستمزدی در واحدهای خانواده و تأمین امنیت در سن پیری و ناتوانی به کودکان توجه ویژه ای می شود. بعضی از این نظریه های رفتار خانواده به باروری و تعداد فرزندان به مسابه یک متغیر تبینی مهم در شیوع کار توجه می کنند. بر اساس الگوی مطرح شده از سوی بکر در سال 1960 رفتار باروری، فرزندآوری، محصول ارزیابی اقتصادی والدین مبتنی بر تحلیل معادله هزینه، فایده فرزند و تخصیص وقت و زمان برای فرزند است. اما برای بچه ها این کمیت تقاضا از این کیفیت تقاضا کمتر است. البته اندازه خانواده بزرگتر نیز ممکن است شیوع بالای کار کودک را توجیه کند. ناکامی بازار کار تحقیقات انجام شده در زمینه کار کودکان به این واقعیت اشاره دارد که کار کودکان به طور مستقیم به ساختار یا ناکامی های بازار کار پدیدار شدن تفاوت دستمزد بین کار کودکان و کار بزرگ سالان و پایین بودن حقوق بزرگ سالان مربوط می شود. در بازارهای رقابتی که دستمزدها انعطاف این اطاف کار کودکان به آسانی می تواند جایگزین کار بزرگ سالان شود و این امر ممکن است به تداوم کار کودکان کمک کند. اگرچه دست مزدهایی که به دلیل بازدهی بیشتر به بزرگسالان داده می شود با قوانین حداقل دست مزد و قوانین مشابه منطبق نیستند با وجود این کارگر کودک پیشنهاد مناسبی برای بازار کار نیست. الگوی توسعه یافته باسو و ون در سال 1998 همبستگی منفی بین کار کودک و درآمد والدین را اصل قرار داد. در بازار کار، کار کودک برخلاف بازده پایین در مقایسه با کار بزرگ سالان می تواند جایگزین آن شود که همین امر سبب کاهش دست مزد بزرگ سالان می شود و اینگونه کار کودک را تقویت می کند. عوامل و زمینه های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کننده ی کار کودک بر اساس دیدگاه مندلویچ، عوامل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در ایجاد زمینه های کار کودکان نقش بسزایی دارند. در کشورهای در حال توسعه، علت افزایش این پدیده فقر و ضعف در وضعیت اقتصادی است. همچنین، سنت های تثبیت شده در کشورهای کمتر توسعه یافته، یکی دیگر از این عوامل به شمار می رود. نبود آموزش رسمی و نبود زیربنای اقتصاد قوی موجب شده است والدین برای ممانعت از بتالت و وقت گذرانی کودکانشان در صدد یافتن شغلی مناسب برای آنها باشند. دیدگاه رودجر و استندینگ بیان می کند که با عرضه شبکه تحلیلی در کشورهایی با درآمد پایین عوامل تعیین کننده کار کودک به دو دسته تقسیم بندی می شوند. نخست زمینه های اقتصادی و اجتماعی دوم عامل رفتاری خورد در بحث از دسته نخست ساختار فرایند تولید و بازار کار در نظر گرفته می شود و اعتقاد بر این است که در جوامع اولیه همه اعضای خانواده در جهت بقا و انسجام اجتماعی انجام وظیفه می کنند و کودکان نیز به فراخور ظرفیتشان کار می کنند. به عبارت دیگر، کار قسمتی از فرایند جامعه پذیری در این گونه جوامع به شمار می رود. بر اساس دیدگاه ایشان، گرچه فرایندهای صنعتی شدن و شهر نشینی در مراحل اولیه موجب افزایش در گونه هایی از کار کودکان شده، در طولانی مدت از میزان کار آنها کاسته است. در بحث از دسته دوم سخن از نقش خانواده و یا خانوار در نحوه و الگوی کار کودکان است زیرا بعد و ساختار خانوار نقش تعیین کننده ای در اشتغال کودکان و عدم آن دارد به طور کلی سه عامل در افزایش میزان فعالیت کودکان در کشورهایی با درآمد پایین دخیل است الف شرایطی که در آن نرخ باروری کاهش یافته است و بیشتر فرزندان این خانواده ها در سنین نوجوانی و آغاز جوانی هستند. ب. پایگاه های صنعتی شغلی خانوارها با احتمال کار کودکان در خانوارهایی که کارگر بزرگ سال اصلی در بخش کشاورزی و خدماتی و به ویژه خود اشتغالی کار می کند. جیم درآمد خانواده و همچنین تحصیلات والدین که از تعیین کننده های مهم فعالیت کودکان است. گروتایرت و کامبور عوامل کار کودکان را از دیدگاه اقتصادی بررسی کرده اند و آن را به دو دسته عوامل عرضه و عوامل تقاضای کار کودک تقسیم نموده اند. از نظر ایشان عوامل تعیین کننده ارزی کار کودک عبارتند از یک اندازه خانوار و تخصیص زمان چگونگی تخصیص وقت کودک به کار از سوی خانوار به اندازه و ساختار خانوار امکانات تولیدی کودک و والدین وی بستگی دارد که عمدتا به وضعیت خانه و بازار کار و درجه جایگزینی کار بین کودک و والدین وی عمدتا مادر وابسته است بنابراین بعد خانوار نقش عمده در اشتغال کودکان دارد دو واکنش های خانوار به احتمال از دست دادن شغل دلیل عمده به کار گماردن کودکان از سوی خانواده ها از یک سو افزایش درآمد خانوار است و از سوی دیگر مدیریت بهتر شرایط و احساس خطر به لحاظ از دست دادن درآمد. عوامل تعیین کننده تقاضای کار کودک نیز به قرار زیلند. یک ساختار بازار کار بازار کار به نوبه خود نقش اشتغال در درآمد خانوار را تعیین می کند. دو، فناوری میزان فناوری بر حدودی که کودک می تواند جانشین افراد بالغ شود تأثیر می گذارد. کارکرد فرهنگی از نظر فایف کار کودکان صرفاً پاسخ به فرایندهای اقتصادی نیست بلکه به عنوان منعکس کننده کارکردهای معین شده فرهنگی کودکان نیز به شمار می رود. بر این اساس، ارزش های مرتبط با فعالیت کودکان ماهیت فرایندهای جامعه پذیری را بیان می کند و این مجموعه عوامل اقتصادی فرهنگی عمیقا با هم مرتبطند. کار کودک دارای سازوکاری است که به وسیله آن نقش های جنسی آموخته و ابدی می شوند. همچنین، پاسخ به مجموعه گسترده از انتظارات خیشاوندی است که کودک در سراسر سر زندگی باید به کار بندد. صرف نظر از آنچه گفته شد کار کودک در بطن خانواده گسترده روشی از جامعه پذیری او را که ماهیتا استثماری است در بر میگیرد. کار کودکان همچنین از تغییرات اقتصادی نظیر رکود اقتصادی تأثیر میپذیرد. آثار این روند شامل فقر افزایش یافته، توزیع نابرابر درآمد و اشتغال بزرگ سالان است که مستقیما بر کودکان تأثیر می‌گذارد. نویسندگانی همچون بویدن که درباره واقعیات زندگی روزمره کودکان در کشورهای جنوب دارای دانش و معلومات تجربی و عملی هستند، با سراحت بیان نمی کنند که ضرورت اقتصادی کل ماجرا نیست. آنها در این بار محتاطانه عمل می کنند. برای مثال، تحقیق او در بنگلور نشان داد تعداد زیادی از والدین با این تفکر که یادگیری زود هنگام یک حرفه بهترین روشی است که با آن می توان کودکان را برای مقابله با الزامات زندگی آینده مجهز کرد کودکان خود را به سر کارهای مختلف میفرستادند. شیلد کراوت با استفاده از تحقیق خود درباره کودکان مسلمان نیجریه در شمال آن کشور اظهار داشت کار کودکان برای تولیدات فرهنگی و اجتماعی ضروری و مهم است. پیوند نظری بین کودک کار و تجارت این نظریه را جفری و لاهیری در سال 2002 در پیوند نظری بین کودک کار و تجارت بررسی کردند. آنها نشان دادند تحریم های تجاری ممکن است در واقع کار کودکان را افزایش دهد و نکاهش. محققان تصور می کنند در یک کشور کم درآمد کالاهای تولید شده ای وجود دارد که با مهارت پایین ساخته شده‌اند. در کشوری که دارای مزیت نسبی است و در آن کالا صادر می شود، این بخش فاقد مهارت در اقتصاد نیز محل کار کودکان محسوب می شود. بنابراین تحریم تجاری بر بخش فاقد مهارت و در نتیجه کودکان کار تاثیر می گذارد. در نگاه اول به نظر می رسد که این تحریم ها باعث کاهش تقاضا برای چنین کالاهایی یعنی کالاهایی که با مهارت پایین ساخته می شوند می شود و در نهایت به کاهش کار کودکان در این بخش منجر می گردد. اما تحریم تجارت می تواند اثرات دیگری نیز داشته باشد مانند کاهش ارزش شهریه ی حضور در مدرسه که دسترسی به اعتبار را محدود می کند و همین امر به نوبه خود می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری در حوزه ی آموزش شود. اصر اطلاعات و سیاه ها کاستلز در پژوهش مشهور خود تحت عنوان اثر اطلاعات با استفاده از مطالعات و شواهد تجربی فراوان در مقیاس جهانی به تجزیه و تحلیل چگونگی تجدید ساختار سرمایهداری جهانی و شکلگیری سرمایهداری اطلاعاتی و تأثیرات منفی این تجدید ساختار پرداخته است. بر حسب نظریه کاستلز، یکی از تأثیرات منفی تجدید ساختار سرمایهداری جهانی و شکلگیری جامعه شبکه ای پیدایش فرایند تمایز و حذو اجتماعی و سیاه های جهان چهارم در مقیاس جهانی، کشوری، منطقی و محلی است. کاستلز معتقد است از اواخر دهه 1960 به بعد با انقلاب تکنولوژیکی اطلاعات و گذار از سرمایهداری صنعتی و جوامع دولت سالار به سرمایهداری اطلاعاتی و جوامع شبکه‌ای تحولاتی در مناسبات اقتصادی جهانی به وجود آمده است که با ضعف دولت ملت و دولت رفاهی دگرگونی در ساخت خانواده هستهای کلاسیک پیدایش اشکال جدید فقر و هاشی نشینی و جغرافیای حضو اجتماعی سرزمینی در مناطق مختلف جهان همراه بوده است. وی مجموعه فرایندهای به وجود آورنده تمایز حذو اجتماعی را به دگرگونی در دو قلم روی حوزه روابط توزیع مصرف و مناسبات تولید می داند. نابرابری، قطبی شدن، فقر و بینوایی همگی به حوزه روابط توزیع مصرف یا سطوح متفاوت کسب ثروت که با تلاش جمعی تولید می شود، ارتباط دارد. از سوی دیگر، فردی شدن کار استثمار مفرت کارگران، حذو اجتماعی و پیوند منحت از ویژگی های فرایند مناسبات تولیدی است. کاستلز توضیح می دهد که مهمترین مسئله نیروی کار در اصر اطلاعات نه پایان کار بلکه شرایط کارگران است. استثمار مفرد از نظر کاستلز نابرابری به کسب نابرابر ثروت از سوی افراد و گروه های اجتماعی مختلف اشاره دارد. قطبی شدن فرایند خاص نابرابری است و زمانی رخ می دهد که در دو سوی تیف توزیع درآمد یا ثروت سریعتر از بخش میانی این طیف رشد کند. بدین ترتیب میانه ی تیف ثروت کوچک شده و تفاوتهای اجتماعی بین جمعیتی که در دوسوی طیف قرار دارند تشدید می شود. فقر معیاری است که تعریفی نهادینه دارد و به سطحی از منابع مربوط می شود که پایین تر از آن دسترسی به استانداردهای زندگی که حداقل زندگی معمولی در یک جامعه معین و زمان معین محسوب می شود میسر نباشد. بینوایی به پدیده ای اشاره دارد که آمارگران اجتماعی فقر مفرت می نامند. یعنی پایین ترین سطح توضیع درآمدها، دارایی یا به گفته برخی کارشناسان محرومیت که مجموعه گسترده ای از محرومیت اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد. منظور کاستلز از استثمار مفرت مجموعه شرایط و ترتیبات کاری است که به سرمایه اجازه می دهد تا به طور منظم پرداخت تخصیص را به تأخیر اندازد و یا نسبت به مقررات داخل پرانتز رویه معمول در یک بازار کار رسمی معین و در زمان و مکان معین شرایط خشنتری را بر گروه معینی از کارگران تحمیل کند. این واژه به نابرابری علیه مهاجران، اقلیتها، زنان، جوانان، کودکان یا دیگر گروه های کارگرانی اشاره دارد که مورد تبعیض قرار میگیرند و نهادهای ناظر آن را مجاز می و یا در آن باره رواداری نشان میدهند. یکی از روندهای معناداری که در این زمینه وجود دارد، رواج مجدد کودکان کار در سرتاسر سر جهان و در شرایط استثمار مفرد، بیدفاعی و سوء استفاده است. کاستلز عامل دیگر در بکارگیری کودکان را بیدفاع بودن آنان می داند که همین امر باعث می شود کارفرما بتواند کمترین دستمزد و شرایط کاری ظالمانه ای بر آنان تحمیل کند. از آنجا که کودکان مهارت های منحصر به فردی ندارند و معمولا چندان هم کم هزینه تر از بزرگ سالان نیستند به نظر می رسد که مهمترین دلیل استخدام آنان مسائل غیر اقتصادی است. در این خصوص دلایل غیرمالی متعددی وجود دارد اما ظاهرا مهمترین آنها این مسئله است که کودکان از حقوق خود آگاهی کمتری دارند کم درد سرترند دستورات را راحتتر اجرا می کنند و بی هیچ شکایتی به کارهای یک نواخت می پردازند. قابل اعتمادترند، احتمال دزدی در میان آنها کمتر است و کمتر غیبت می کنند در صنایع بخش غیر رسمی که کارگران به صورت غیررسمی و اتفاقی استخدام می شوند و در نتیجه هر روز به گروه کامدی از کارگران نیاز است، غیبت کمتر کارگران برای کارفرمایان بسیار ارزشمند است. ریشه های بهرهکشی از کودکان را باید در ساز و کارهایی جستجو کرد که به فقر و حضو اجتماعی در سرتاسر سر جهان می انجامد. با گرفتار شدن کودکان در چنگال فقر و محروم ماندن کشورها مناطق و محله ها از مدارهای ثروت و قدرت و اطلاعات، فروپاشی ساختارهای خانواده آخرین سنگر دفاع از کودکان را در هم می شکند. در کشورهایی از جهان، بینوایی در مناطق روستایی و نیز، حلبی آبادها شاهد چنین ساختاری هستیم که خانواده ها را از پا در می آورد. به ای که برای بقای خود یا کودکان را می فروشند یا آنها را به خیابان می تا کمک حال خانواده هایشان باشند. کاستلز اشاره دارد که این شرایط سخت کاری با دست کم برای کودکان و ساعات طولانی کار ریشه در عوامل مختلفی دارد. نخست آنکه این امر از گسترش همزمان فقر و جهانی شدن فعالیت های اقتصادی در جهان ناشی می شود. بحران اقتصادهای معیشتی و فقیر شدن بخشهای بزرگی از جمعیت خانواده ها و کودکان آنها را وامی دارد تا برای بقای خود به هر فعالیتی روی بیاورند. در این شرایط دیگر مجالی برای تحصیل نیست. خانواده به ناناورانی هرچه بیشتر نیاز دارند و این نیاز کاملا فوری است. خانوادهها از روی ناچاری فرزندانشان را به کار اجباری وامی دارند. مطالعات انجام شده تاثیر خانواده های پر جمعیت بر کار کودکان را نشان می دهد. هرچه تعداد فرزندان بیشتر باشد، تعداد کسانی که باید به جای مدرسه به خیابان ها فرستاده شوند نیز بیشتر می شود. رد پای استثمار در جهان کودکی گردآورنده و سرپرست پژوهش کامیل احمدی راوی نسیم تهیه شده در کتابخانه اینترنتی آوای بوف, بوف مهاجرت هاشی نشینی فروپاشی جوامع سنتی در سرتاسر سر جهان است که کودکان را به کام مناطق فقر نشین عبر شهرهای سرزمین های بیحفاظ میکشاند این موارد شامل مهاجرت و کوچ اجباری کودکان به همراه خانواده های خود به مناطق و کشورهای دیگر نیز می شود که خود باعث از بین رفتن نظام حمایتی و نظام پدرسالاری سنتی شده است. حزو اجتماعی از دیگر عناصر تحلیلی کاسلز مفهوم حذو اجتماعی است حذو اجتماعی یک فرایند است نه یک وضعیت بنابراین مرزهای آن تغییر می کند و در زمانهای مختلف بسته به تحصیلات ویژگیهای جمعیتی تبعیز اجتماعی رویه های کاری و سیاست های عملی یعنی چه افرادی در شمول اجتماعی قرار بگیرند و چه کسانی از آن حذف شوند ممکن است تفاوت کند علاوه بر آن اگرچه نبود کار منظم به عنوان منبع درآمد در نهایت ساز و کار اصلی حذو اجتماعی است اینکه افراد و گروهها چرا و چگونه برای تأمین نیازهای خود با دشواری عدم امکان و فرصت ساختاری روبرو می شوند به طیف گسترده ای از گونه های مختلف تنگ دستی بستگی دارد. همچنین کاسلز معتقد است فرایند حذو اجتماعی در جامعه شبکه ای با مردم و سرزمین ها ارتباط دارد. بگونه ای که در برخی شرایط بعضی از کشورها، مناطق، شهرها یا محله ها به کلی می میشوند و کل یا بیشتر جمعیت خود را نیز به این سو می کشنند. بنابراین تحولات نهادینی که در جریان تجدید ساختار اقتصاد جهانی در حوزه اقتصاد سیاسی جوامع امروزی رخ داده است باعث شکلگیری فرایند حذو اجتماعی شده است که بر روابط قدرت و استثمار مبتنی است و در سطوح میانی و خورد بر حسب متغیرهای اجتماعی مانند جنسیت و سن به این متفاوت عمل می کند به نحوی که در اثر این فرایند ضعیفترین گروه ها به لحاظ سن و جنس دچار استثمار و حذف شدگی مضاعف می شوند که مصداق چنین امری کار کودکان و استثمار و بهرهکشی از آنها در اشکال مختلف است. مطالعات کاسلز نشان می دهد پیوند ناقص و مناسبات اقتصادی نابرابر کشورهای جهان سوم و در حال توسعه با اقتصاد جهانی از طریق برنامه های تعدیل ساختاری تغییرات اجتماعی گسترده ای را در این جوامع به وجود آورده است که در بسیاری از این کشورها با ضعف دولت، ملت و به ویژه تضعیف و زوال تدریجی دولت، رفاه، تغییر در اقتصاد معیشتی و گسترش بخش غیررسمی اقتصاد تو بوده است. این تحولات نهادین در حوزه اقتصاد سیاسی به تقویت فقر، نابرابری، بینوایی، فردی شدن کار، استثمار مفرط فقرا، زنان و کودکان، حذو اجتماعی و شکلگیری اقتصاد جنایی در این گونه جوامع منجر شده است. دگرگونی مناسبات خانواده های اقشار و طبقات پایین با اقتصاد سیاسی و نظام قشربندی اجتماعی الگوی اقتصاد خانواده و به طبع آن ساخت سنتی و الگوی روابط کار کردی خانواده های اقشار و طبقات پایین جامعه را دگرگون کرده است. همچنین زمینه های بیشتر کار زنان و کودکان در بخش اقتصاد غیررسمی و استثمار آنها را فراهم آورده و باعث ظهور جهان چهارم در مقیاس جهانی، منطقه‌ای و محلی شده است. سیاه ها از نظر کاستلز جامعه شبکه ای خود را می زیرا چندان کودکان خود را تباه و نابود می کند که معنای تداوم حیات در بین نسلها از بین می رود و بدین ترتیب آینده ای می سازد که در آن از شفقت نوع بشر خبری نیست که کاستلز از آن با عنوان سیاه ها یاد می کند. کارکرد سیاه های جهان چهارم این است که هاشی رانده شده ها را در خود جذب می کند و در این حال به باز تولید حضب اجتماعی کمک می کند. این سیاه ها در این حال که اغلب با یکدیگر ارتباط دارند به لحاظ اجتماعی فرهنگی هیچ ارتباطی با جریان اصلی جامعه ندارند. این مناطق به لحاظ اقتصادی با بازارهای خاص مانند اقتصاد جنایی و به لحاظ اداری با مراکزی مانند پلیس و تأمین اجتماعی که برای مهار آنها تأسیس شده اند در ارتباطند. جهان چهارم از دل سیاه های متعدد حذو اجتماعی در سرتاسر سر جهان پدیدار شده است. جهان چهارم مناطق وسیعی از کره زمین مانند کشورهای آفریقایی زیر خط صحرا و مناطق فقر زده آمریکای لاتین و آسیا را شامل می شود. اما این جهان را تقریبا در هر کشور و در هر شهری در این جغرافیای حذو اجتماعی نیز می توان دید. این جهان از محله های فقیر نشین شهرهای آمریکا، برون بومی های اسپانیایی یا انبوهی از جوانان بیکار هومه های فرانسوی در شمال آفریقا، محله های ژاپن و زاغه های ابر شهرهای آسیا تشکیل می شود. ساکنان جهان چهارم را میلیون بیخانمان، زندانی، بزهکار، روسبی، قسیل قلب، بدنام، بیمار و بیسواد تشکیل می دهند. آنان در برخی مناطق در اکثریتند و در برخی دیگر در اقلیت قرار دارند و در برخی شرایط بهتر اقلیت کوچکی را تشکیل می دهند اما شمار آنها در همه جا رو به است و حضور آنان هر روز نمایانتر می شود. زیرا جریان کنونی، سرمایهداری اطلاعاتی و فروپاشی سیاسی دولتهای رفاهی باعث تشدید حذو اجتماعی می شود. توضیح شکل صفحه 123 نمودار مدل نظری سیاه چاله ها. ادامه متن کاسلز معتقد است بین منطقه بازار نامحدود در اقتصاد جهانی شبکه ای که تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی آن را تقویت می کنند و پدیده کودکان کار پیوندی ساختاری وجود دارد. در واقع در حوزه توسعه اقتصادی اغلب با این دیدگاه کارشناسان مواجه می شویم که گسترش کار کودکان را به عنوان واکنش منطقی بازار می پذیرد که در شرایط خاص منفعتی نصیب کشورها و خانواده ها می کند و آن را تأیید می کند. همچنین به هر دو مجموعه عوامل عرضه و تقاضا باید فروپاشی دولتها و جوامع و ریشکن شدن گستردگی جمعیتها به سبب جنگ، قحطی بیماری های همگیر و راهزنی را به عنوان سرچشمه های بهرهکشی مفرت حض و نابودی کودکان اضافه کنیم. از طرفی نیز بیسوادی به بیکاری، فقر و نهایتا محرومیت اجتماعی منجر می شود. نظریه های روانشناسی اجتماعی مرتبط با کار کودک سلامت روان در باره یه سلامت روانی دیدگاه های متفاوتی همچون مکتب رفتارگرایی، انسانگرایی، شبکه اجتماعی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی، مدل تأثیر مستقیم یا تأثیر عمده و مدل سرسل مراتبی جبرانی بحث کردهاند. دیدگاه انسانگرایی بر این باور است که سلامت روانی یعنی ارزای نیازهای اساسی و رسیدن به مرحله خودشکوفایی. هر عاملی که فرد را در سطح ارزای نیازهای سطح پایین نگاه دارد و مانع شکوفایی او شود به ایجاد اختلال در فرد خواهد انجامید بر اساس دیدگاه رفتارگرایی رفتار سازش نیافته مانند سایر رفتارها در اثر تکرار آموخته می شود از سوی دیگر سلامت روانی نیز شامل رفتارهای سازش یافته ای داخل پرانتز یا سازگاری است که آموخته می شود بنابراین دیدگاه رفتارگرایی یادگیری معیوب را عامل اساسی اختلال روانی میداند و بر این باور است که سلامت روانی از طریق شکست در یادگیری رفتارهای سازش یافته ضروری یا ناکامی در تسلط یافتن بر موقعیتهای اجتماعی به گونه ای موفقیت آمیز تحت تأثیر قرار می مهاجرت هاشی نشینی فروپاشی جوامع سنتی در سرتاسر سر جهان است که کودکان را به کام مناطق فقیرنشین ابر شهرهای سرزمین های بی حفاظ این موارد شامل مهاجرت و کوچ اجباری کودکان، به همراه خانواده های خود به مناطق و کشورهای دیگر نیز می شود که خود باعث از بین رفتن نظام حمایتی و نظام پدرسالاری سنتی شده است. حذو اجتماعی از دیگر عناصر تحلیلی کاستلز مفهوم حزو اجتماعی است. حذو اجتماعی یک فرایند است نه یک وضعیت. بنابراین این مرزهای آن تغییر می کند و در زمانهای مختلف بسته به تحصیلات، ویژگیهای جمعیتی، تبعیز اجتماعی، رویه های کاری و سیاست های عملی یعنی چه افرادی در شمول اجتماعی قرار بگیرند و چه کسانی از آن حذف شوند ممکن است تفاوت کند. علاوه بر آن، اگرچه نبوده کار منظم به عنوان منبع درآمد در نهایت ساز و کار اصلی حزو اجتماعی است اینکه افراد و گروهها چرا و چگونه برای تأمین نیازهای خود با دشواری عدم امکان و فرصت ساختاری روبرو میشوند به طیف گسترده ای از گونه های مختلف تنگ دستی بستگی دارد همچنین کاستلز معتقد است فرایند هزو اجتماعی در جامعه شبکه ای با مردم و سرزمینها ارتباط دارد، به گونه ای که در برخی شرایط بعضی از کشورها، مناطق، شهرها یا محله ها به کلی هزو می شوند و کل یا بیشتر جمعیت خود را نیز به این سو می کشانند. بنابراین تحولات نهادینی که در جریان تجدید ساختار اقتصاد جهانی در حوزه اقتصاد سیاسی جوامع امروزی رخ داده است باعث شکلگیری فرایند حضو اجتماعی شده است که بر روابط قدرت و استثمار مبتنی است و در سطوح میانی و خرد بر حسب متغیرهای اجتماعی مانند جنسیت و سن به گونه ای متفاوت عمل می کند. به نحوی که در اثر این فرایند ضعیف در گروه ها به لحاظ سن و جنس دچار استثمار و حذف شدگی مضاعف می شوند که مصداق چنین امری کار کودکان و استثمار و بهرهکشی از آنها در اشکال مختلف است. مطالعات کاستلز نشان می دهد، پیوند ناقص و مناسبات اقتصادی نابرابر کشورهای جهان سوم و در حال توسعه با اقتصاد جهانی از طریق برنامه های تعدیل ساختاری تغییرات اجتماعی گسترده ای را در این جوامع به وجود آورده است که در بسیاری از این کشورها با ضعف دولت، ملت و به ویژه تضعیف و زوال تدریجی دولت رفاه تغییر در اقتصاد معیشتی و گسترش بخش غیر رسمی اقتصاد تو هم بوده است. این تحولات نهادین در حوزه اقتصاد سیاسی به تقویت فقر، نابرابری، بینوایی، فردی شدن کار، استثمار مفرت فقرا، زنان و کودکان، حضو اجتماعی و شکلگیری اقتصاد جنایی در این گونه جوامع منجر شده است. دگرگونی مناسبات خانواده های اقشار و طبقات پایین با اقتصاد سیاسی و نظام قشربندی بندی اجتماعی الگوی اقتصاد خانواده و به طبع آن ساخت سنتی و الگوی روابط کارکردی خانواده های اقشار و طبقات پایین جامعه را دگرگون کرده است. همچنین زمینه های بیشتر کار زنان و کودکان در بخش اقتصاد غیررسمی و استثمار آنها را فراهم آورده و باعث ظهور جهان چهارم در مقیاس جهانی، منطقی و محلی شده است. سیاه چاله ها از نظر کاسلز جامعه شبکه‌ای خود را می‌بلعد زیرا چندان کودکان خود را تباه و نابود می کند که معنای تداوم حیات در بین نسلها از بین می رود و بدین ترتیب آینده ای می سازد که در آن از شفقت نوع بشر خبری نیست که کاسلز از آن با عنوان سیاه چاله ها یاد می کند. کارکرد سیاه چاله های جهان چهارم این است که هاشی رانده شده ها را در خود جذب می کند و در عین حال به باستولید حضو اجتماعی کمک می کند. این سیاه چاله ها در عین حال که اغلب با یکدیگر ارتباط دارند به لحاظ اجتماعی فرهنگی هیچ ارتباطی با جریان اصلی جامعه ندارند. این مناطق به لحاظ اقتصادی با بازارهای خاص مانند اقتصاد جنایی و به لحاظ اداری با مراکزی مانند پلیس و تامین اجتماعی که برای مهار آنها تأسیس شده اند در ارتباطند. جهان چهارم از دل سیاه های متعدد حذو اجتماعی در سرتاسر سر جهان پدیدار شده است. جهان چهارم مناطق وسیعی از کره زمین مانند کشورهای آفریقایی زیر خط صحرا و مناطق فقر زده آمریکای لاتین و آسیا را شامل می شود اما این جهان را تقریبا در هر کشور و در هر شهری در این جغرافیای حزب اجتماعی نیز می تواندید. دید این جهان از محله های فقر نشین شهرهای آمریکا برون بومی های اسپانیایی یا انبوهی از جوانان بیکار هومه های فرانسوی در شمال آفریقا محله های ژاپن و زاغه های ابر شهرهای آسیا تشکیل می شود. ساکنان جهان چهارم را میلیون ها بی خانمان، زندانی، بزهکار، روسبی، قسی القلب، بدنام، بیمار و بیسواد تشکیل می دهند. آنان در برخی مناطق در اکثریتند و در برخی دیگر در اقلیت قرار دارند و در برخی شرایط بهتر اقلیت کوچکی را تشکیل می دهند اما شمار آنها در همه جا رو به فزونی و حضور آنان هر روز نمایان تر می شود. زیرا جریان کنونی سرمایهداری اطلاعاتی و فروپاشی سیاسی دولت‌های رفاهی باعث تجدید حزب اجتماعی می شود شکل صفحه 123 نمودار مدل نظری سیاه چاله ها ادامه متن کاستلز معتقد است بین منطق بازار نامحدود در اقتصاد جهانی شبکه ای که تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی آن را تقویت می کنند و پدیده کودکان کار پیوندی ساختاری وجود دارد در واقع در حوزه توسعه اقتصادی اغلب با دیدگاه کارشناسان مواجه میشویم که گسترش کار کودکان را به عنوان واکنش منطقی بازار میپذیرد که در شرایط خاص منفعتی نصیب کشورها و خانواده ها می کند و آن را تأیید می کند. همچنین به هر دو مجموعه عوامل عرضه و تقاضا باید فروپاشی دولت ها و جوامع و ریشکن شدن گسترده جمعیت ها به سبب جنگ، قحطی، بیماری های همگیر و راهزنی را به عنوان سرچشمه های بهرکشی مفرت و نابودی کودکان اضافه کنیم. از طرف نیز بیسوادی به بیکاری، فقر و نهایتا محرومیت اجتماعی منجر می شود. نظریه های روانشناسی اجتماعی مرتبط با کار کودک سلامت روان درباره یه سلامت روانی دیدگاه های متفاوتی همچون مکتب رفتارگرایی، انسانگرایی، شبکه اجتماعی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی مدل تأثیر مستقیم یا تأثیر عمده و مدل سلسله مراتبی جبرانی بحث کردند. دیدگاه انسانگرایی بر این باور است که سلامت روانی یعنی ارزای نیازهای اساسی و رسیدن به مرحله خودشکوفایی. هر عاملی که فرد را در سطح ارزای نیازهای سطح پایین نگاه دارد و مانع شکوفایی او شود به ایجاد اختلال در فرد خواهد انجامید. بر اساس دیدگاه رفتارگرایی، رفتار سازش نیافته مانند سایر رفتارها در اثر تکرار آموخته می شود. از سوی دیگر سلامت روانی نیز شامل رفتارهای سازش یافته ای داخل پرانتز یا سازگاری است که آموخته می شود. بنابراین دیدگاه رفتارگرایی یادگیری معیوب را عامل اساسی اختلال روانی می داند و بر این باور است که سلامت روانی از طریق شکست در یادگیری رفتارهای سازش یافته ضروری یا ناکامی در تسلط یافتن بر موقعیتهای اجتماعی به گونه ای موفقیت آمیز تحت تأثیر قرار می گیرد. چاهن داخل پرانتز 1991 سلامت روانی را وضعیتی از بلوغ روانشناختی تعبیر می کند که عبارت است از بیشترین اثر بخشی و رضایت به دست آمده در تقابل فردی و اجتماعی که شامل احساسات و بازخوردهای مثبت نسبت به خود و دیگران می شود. مدل سرسل مراتبی جبرانی برانه است که افراد در صورتی که روابط اولیه ی حمایت را در اختیار نداشته باشند، برای دریافت حمایت به سراغ روابط مرتبی پایین تر می روند. در واقع، نظریه پردازان این دیدگاه معتقدند چون روابط صمیمی با افراد نزدیک تأثیر بیشتری بر روحیه انسان دارد آنها گروه های اولیه و صمیمی را بر سایر افراد ترجیح می دهند. صاحب نظران این دیدگاه بر این باورند که در غیاب روابط اولیه خانوادگی روابط مرتبه پایینتر مانند دوستی می تواند جانشین جبرانی روابط خانوادگی شود. بر اساس مطالعات متأثر از این مدل افرادی که در شبکه حمایتی خانواده قرار میگیرند کمتر افسردند و عمدتا از سلامت روانی بهتری برخوردارند همچنین از دیدگاه ادلر سلامت روان یعنی داشتن اهداف مشخص در زندگی داشتن فلسفه استوار و محکم برای زندگی داشتن روابط خانوادگی و اجتماعی مطلوب و پایدار، مفید بودن برای هم آن، داشتن جرأت و شهامت و قاطعیت، داشتن کنترل روی عواطف و احساسات، داشتن هدف نهایی و دستیابی نفس به کمال، پذیرفتن اشکالات و کوشیدن در حد توان برای حل اشتباهات خود. اختلال در فرایند رشد طبیعی ژان ژاک روسو اندیشمند فرانسوی و بنیانگذار شیوه های نوین آموزشی و تربیتی نخستین کسی بود که دوران نوجوانی را از کودکی مجزا کرد و در شبه رمان امیل کوشید توجه مربی را از مطالب درسی و آموختنی به خود کودک به عنوان کسی که باید این علوم و مهارتها را یاد بگیرد معطوف کند و با طرح ایده کودک مهوری و کودک مداری کوشید نگرش جامعه به کودکان را اصلاح کند. از نظر او کودکان نه حیوان غیر منطقی و نه یک فرد بزرگسال بلکه فقط یک کودک هستند که باید فرایند رشد طبیعی را طی کنند ژان ژاک روسو که او را پیشرو علم روانشناسی کودک دانستهاند عالم کودکی را متفاوت با بزرگسالی میداند و معتقد است کودک باید از تفاوتها ضعف ها و ناتوانی های خود با خبر باشد ولی نباید از آنها رنج ببرد او باید وابستگی را یاد بگیرد اما نباید مطیع مطلق باشد وی مکرر تاکید می کرد که با کودکان باید بر طبق سن و سالشان رفتار شود زیرا طبیعت به کودک قبل از بالغ شدن به چشم کودک می نگرد و اگر قرار باشد چنین نظمی را بر هم بزنیم میوه های پیشرسی خواهیم داشت بی تعم که در خطر فساد قرار می گیرند. اگر آرای روسو را در قیاس با وضعیت کودکان کار قرار دهیم دقیقا به همان میوه های زود رس برخواهیم خورد که پیش از طی شدن فرایند طبیعی رشد وارد دنیای بزرگسالی شده اند. این کودکان دقیقا در سالهایی که کار اصلی آنها یادگیری، کسب مهارت، بازی و تجربه اندوزی است، باید همچون یک فرد بزرگسال که از محرومیت و نداری رنج میبرد، غم نان داشته باشند و برای کسب درآمد در کف خیابان یا در محیط کار کودکی خود را برباد دهند. شیما ستاری، کارشناس ارشد روانشناسی و درمانگر کودک و نوجوان نیز با یادآوری ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مبنی بر اینکه هر فرد زیر 18 سال کودک محسوب می شود بیان داشت اگه بخوایم با عطف به کنوانسیون جهانی حقوق کودک موضوع را بررسی کنیم باید بگیم که تحمیل کار اجباری به کودکان تا پیش از 18 سالگی منطقی نیست چون تنها وظیفه ای که برای بازی سنی صفر تا 18 سال تعریف شده بازی و یادگیری هستش و هر چیز دیگه ای غیر از این میتونه آسیب زننده باشه چون کار کردن فرصت شناخت، یادگیری و تجربه اندوزی را از کودک میگیره در واقع کودکی فرد رو به یغما میبره بازی و تفریح فرایند رشد جسمی، روانی و ذهنی آنها بسیار تأثیر دارد بازی را ترکیبی از گفتار، فکر و عمل تعریف کرده اند که احساس رضایت و خوشنودی در کودکان ایجاد می کند. به عبارت دیگر، بازی اقدامی خود انگیخته از سوی کودکان است که علاوه بر آثار مثبت در رشد و پویایی کودکان فرایند یادگیری در طی آن شکل می گیرد. بنابراین فراهم کردن زمینه بازی برای کودکان چه در داخل خانه و چه در فضاهای بیرون از خانه اقدامی ضروری است. ولی نخستین چیزی که کودکان کار از آن محروم می شوند، فرصت بازی و تجربه اندوزی از طریق آن است. زیرا آنها باید در ساعاتی که کودکان همسالشان مشغول بازی هستند، کار کنند، این مسئله علاوه بر اینکه در جریان طبیعی رشد کودک خلل ایجاد می کند باعث کاهش قدرت شناخت او خواهد شد و عوارض و پیامدهای آن تا پایان عمر فرد را رها نخواهد کرد. دومین امکانی که از کودکان کار سلب می شود حق آموزش و تحصیل است زیرا آنها به دلیل کار اجباری قادر نیستند همچون دیگر همسالان خود در ساعات مقرر در کلاس درس و مدرسه حاضر شوند. کودکان کار از محرومیت های دیگری نیز رنج میبرند که رفاه خانوادگی حق داشتن سرپناه امن سلامت و بهداشت از آن جمله اند و مجموعه این محرومیت های احساساتی را در کودک ایجاد می کند که می تواند در تعامل او با جامعه پیرامونش و حتی برخودش تأثیر منفی بگذارد. اگه بخوایم با عطف به کنوانسیون جهانی حقوق کودک موضوع رو بررسی کنیم باید بگیم که تحمیل کار اجباری به کودکان تا پیش از 18 سالگی منطقی نیست چون تنها وظیفه‌ای که برای بازی سنی 0 تا 18 سال تعریف شده بازی و یادگیری هستش و هر چیز دیگه ای غیر از این میتونه آسیب زننده باشه چون کار کردن فرصت شناخت، یادگیری و تجربه اندوزی رو از کودک میگیره. در واقع کودکی فرد رو به یغما میبره. بازی و تفریح یکی از نیازهای اساسی کودکان است و در سلامتی و فرایند رشد جسمی، روانی و ذهنی آنها بسیار تأثیر دارد. بازی را ترکیبی از گفتار، فکر و عمل تعریف کردند که احساس رضایت و خوشنودی در کودکان ایجاد می کند. به عبارت دیگر، بازی اقدامی خودانگیخته از سوی کودکان است که علاوه بر آثار مثبت در رشد و پویایی کودکان فرایند یادگیری در طی آن شکل می گیرد. بنابراین فراهم کردن زمینه بازی برای کودکان چه در داخل خانه و چه در فضاهای بیرون از خانه اقدامی ضروری است. ولی نخستین چیزی که کودکان کار از آن محروم می شوند، فرصت بازی و تجربه اندوزی از طریق آن است زیرا آنها باید در ساعاتی که کودکان همسالشان مشغول بازی هستند کار کنند این مسئله علاوه بر اینکه در جریان طبیعی رشد کودک خلل ایجاد می کند باعث کاهش قدرت شناخت او خواهد شد و عوارض و پیامدهای آن تا پایان عمر فرد را رها نخواهد کرد دومین امکانی که از کودکان کار سلب می شود حق آموزش و تحصیل است زیرا آنها به دلیل کار اجباری قادر نیستند همچون دیگر همسالان خود در ساعات مقرر در کلاس درس و مدرسه حاضر شوند. کودکان کار از محرومیت های دیگری نیز رنج میبرند که رفاه خانوادگی حق داشتن سرپناه امن سلامت و بهداشت از آن جمله و مجموعه این محرومیت ها احساساتی را در کودک ایجاد می کند که می تواند در تعامل او با جامعه پیرامونش و حتی بر خودش تاثیر منفی بگذارد. بسیاری از مجرمان از خاطرات دوران کودکی خود سخن گفتند که در آن دوران با محرومیت روبرو بودند و به سبب همین محرومیت ها رنج های بسیاری را متحمل شده اند و بسا میل به دستیابی به هر آنچه از آن محروم مانده بودند آنها را به سمت رفتار مجرمانه سوق داده باشد. شیما ستاری روان درمانگر کودک و نوجوان در همین زمینه نقل کرد. فروید آغاز دوران بزرگسالی رو از زمانی میدونه که فرد وارد بازار کار میشه. حالا این فرد ممکنه توی ده سالگی وارد چرخه کار شده باشه یا توی بیست هشت سالگی. ولی دقیقا از زمانی که کار رو آغاز کرده دوران کودکی اون تموم شده و وارد دوران بزرگسالی شده. این درهانیه که یه فرد زیر 18 سال کودک محسوب میشه ولی وقتی مجبور شده وارد چرخه کار بشه در واقع یعنی دوران کودکی از اون روبوده شده و این روبوده شدن طبعاتی داره که هم برای فرد آسیب زننده است و هم برای جامعه چون ممکنه اون بخواد توی بزرگسالی از مکانیسم جبران درباره کودکی به یغما رفته استفاده کنه و این میتونه خطرناک باشه و صد درصد خاطرات و تجربیات کودکی زندگی بزرگسالی اون رو تحت تاثیر قرار میده. کودک آزاری یا آزار کودک طیف وسیعی از رفتارهای آسیب رسان را در بر میگیرد اما مجموعه این رفتارهای آسیب رسان در چهار گروه آزار روانی، کلامی، جنسی و فیزیکی قرار میگیرد. بر پایه تعریف سازمان بهداشت جهانی کودک آزاری عبارت از هر گونه بدرفتاری فیزیکی و یا عاطفی، سوء استفاده جنسی، غفلت یا رفتار همراه با بیتوجهی، استثمار تجاری یا سایر انواع استثمار است که به آسیب واقعی یا احتمالی بود سلامت، بقا، رشد یا کرامت کودک منجر شود. برخی از آثار این آزارها مانند زمانی که کودک تنبیه جسمی را تحمل می کند آشکار هستند اما عوارض بخش زیادی از آزارهایی که بر کودکان تحمیل می شود پنهان است و در مجموعه نگرش های فرد به زندگی، رفتارهای او و نوع تعاملات و ارتباطاتش در دوران بزرگسالی نمود می آبد. کودکان معمولا از سوی اعضای خانواده، مربیان مدرسه یا افرادی در جامعه و محیط پیرامون خود آزار می بینند و وقتی کودک شبکه حمایتی ندارد و بیپناه است، این آزارها افزایش نیز پیدا می کند. بنابراین کودکان کار به سبب حضور ناامن در محیط کار اعم از کف خیابان یا محیط های سربسته که پناه و حامی ندارند در معرض مخاطرات و آزارهای مضاعف نیز قرار دارند. کودک کار در واقع می داند که بخش زیادی از این آسیب ها به دلیل محرومیت های اوست و چنانچه حمایتگری داشت این اتفاقات برای او نمی افتاد. مرد پنجاه ساله ای که از ده سالگی در یک تعمیرگاه ماشین کار کرده بود و حالا دو شاگرد نوجوان در تعمیرگاه خود واقع در دره فرهزاد دارد در همین زمینه گفت نتونستم درس بخونم مامانم مریض شد افتاد گوشه خونه بابامم هر روز ما رو کتک میزد درس و مدرسه رو ول کردم عموم من رو برد تعمیرگاه دوستش گذاشت شاگردی کنم. صاحب گاراژ هر روز ماشینای خودش و دوستاش رو می آورد توی سرمای زمستون میداد و میگفت باید بشوری. دست و پام یخ می کرد. یه دفعه گفتم نمیتونم سرده نمی شورم. افتاد دنبالم. یه فوش خیلی بد به مادرم داد. اعصابم خورد شد. چکش رو برداشتم پرت کردم طرفش. رفت یه آچار رو داخ کرد گذاشت رو دستم. بعدم با دوستاش هر هر به هم خندیدن. گوشت دستم بلند شده بود. اون روز دلم میخواست از همه دنیا انتقام بگیرم. اومدم خونه به بابام گفتم. گفت به جهنم میخواستی حرف گوش کنی. یعنی میدونی دلم میخواست بابام بره سراغش. حالشو بگیره. بهش بگه غلط کردی اینطوری گوشت دست بچه منو برداشتی. ولی انگار نه انگار. هیچ. کودکی که در محیط کار از طرف کارفرما دیگر کارگران و شهروندان تحقیر می شود و آسیب روانی، فیزیکی و جنسی را تحمل می کند و خود را بی پناه و تنها می ممکن است در بزرگسالی خشونت متحمل شده را در جامعه و خانواده باز کند ولی در صورتی که حامی و پناهی داشته باشد سلامت روانش نیست تا حدودی تضمین خواهد شد شیما ستاری داخل پرانتز روانشناس در همین زمینه گفت به عنوان درمانگر میتونم بگم وقتی فردی میاد از کودکی که آزار دیده حمایت میکنه و در واقع پشت اون در میاد چهل تا پنجاه درصد درمان انجام میشه چون همین کار کودک رو از حس ترد شدن و بیپناهی نجات میده ولی متاسفانه بسیاری از کودکان کار از طرف خانواده و اطرافیان این شبکه حمایتی را ندارند و از طرف نهادهای مسئول و نظارتی هم حمایت نمیشن بنابراین موقعی که در مواجهه با آزار و تحقیر هستند احساس بیپناهی میکنند البته بسته به اینکه کودکان توی چه محیطی کار میکنند درجه و میزان این آزار هم تفاوت داره مثلا کودکی که توی خونه کنار خونواده کار خونگی انجام میده در معرض خطر کمتری هست ولی کودکی که توی محیط سربسته کار میکنه و توی محاصره کارفرما قرار داره خطر بیشتری تهدیدش میکنه و امنیت کمتری داره شیما ستاری معتقد است آسیب از جایی آغاز می شود که فرد خودش را در قیاس با همسالانش قرار میدهد و متوجه می شود درست در همان زمانی که او محکوم به کار اجباری بوده است دیگران درس میخواندند رنجی که فرد از محرومیت و ناداری متحمل می شود، ترد شدگی و بیپناهی، تحقیرها، آزارهای روانی، عاطفی کلامی، جنسی و فیزیکی که کودکان کار دائما با آنها مواجهند به بروز احساساتی مثل قربانی شدن، خشم، انتقامجویی و عدم اعتماد به نفس در آنها منجر می شود و از آنجا که از آموزش های مهارتی نیز برخوردار نیستند تا بزرگسالی و در دوره های مختلف زندگی تحت تاثیر این احساسات منفی به زندگی خود اطرافیان و جامعه لطمه وارد می کنند چون آنها همواره تصور می کنند قربانی چیزی بوده اند که نقشی در آن نداشتهاند. اوقات فراغت در یک تعریف ساده می توان گفت اوقات فراغت مجموعه فعالیت است که شخص پس از رهایی از تعهدات و مسئولیت های شغلی، خانوادگی و اجتماعی با میل و اشتیاق به آن می پردازد و روش استراحت، تفریح و توسعه دانش به کمال رساندن شخصیت، به ظهور رساندن استعدادها و خلاقیتها و بالاخره بست مشارکت آزادانه در اجتماع است. پدیده اجتماعی اوقات فراغت و نحوه گذران آن تاریخ چه ای طولانی دارد و به نظر می رسد که فراغت و چگونگی بهرهگیری از آن با پیدایش رفاه در بین اجتماع ظهور یافته باشد. به طور کلی فراغت به عنوان یکی از اصلی ترین حوزه های مطالعاتی سبک زندگی و یکی از عرصه های انتخاب آزادانه فردی به ویژه در میان نوجوانان و جوانان از اهمیت مضاعفی برخوردار است. سبک زندگی عبارت است از الگوی ویژگی های رفتار اجتماعی و فردی یک فرد یا گروه که در این تعریف رفتار شامل فعالیت های مورد بحث در رابطه با خانواده، خیشاوندان، دوستان، همسایگان و همکاران، رفتار مصرفی، فراغت کار و فعالیت علمی و اجتماعی و مذهبی می شود.